بفهمك. خانم آقا بگی، ما در اختیار شماست. بفهم. با سلام خدمت همه حاضرین در جلسه و همه عزیزانی که از کانال یوتیوب به صورت زنده ما دنبال می‌کنند. در ابتدا عرض تسلیت دارم به همه هموطنانمون، خصوصا به خانواده‌هایی که عزیزانشون رو در این اعتراضات از دست داده. خب به هر حال هرچند که موضوع تسلیت خیلی کمه. بنابراین ما طبق برنامه هر ماه امروز در تاریخ 14 اکتبر مصادف با 22 مهر ماه 1401 جلسه کمیته محیط زیست رو برگزار می‌کنیم و به گزارش موارد نقض حقوق محیط زیست هم می‌پردازیم. هرچند که نقض محیط زیست مهم هست و مرتبط است با زندگی مردم کشورمون، اما متأسفانه به خاطر اتفاقات اخیر این قضیه از نقض حقوق بشری که در ایران در این شرایط اتفاق افتاده مهمتر نیست. به هر حال شروع می‌کنیم جلسه رو. من در ابتدا معرفی می‌کنم سخنرانانمون رو. خانم ساناز تنهایی، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در شهریور ماه 1401. خانم روزا جهانبین، بررسی و تحلیل اجلاس زمین و بیانیه ریو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. جناب آقای سلمان یزدانپناه با موضوع یوزها و دلایل انقراض آنها. جناب آقای سپهر رضای شایان با موضوع دریاچه ارومیه. خانم خیام الحسینی با موضوع سخنرانیشون وضعیت آب در ایران می‌پردازند. و در آخرم که بحث آزادمون در مورد حق زیست حیوانات در ایران هستیم. از همه حاضرین در جلسه خواهش میکنم که در پایان هر بخش نظرات خودشون رو میتونن با ما به اشتراک بذارن. ممنون میشم. خانم تنهایی، ما در اختیار شما. سلام و وقت بخیر به همه حضار در جلسه و تمام بینندگانی که ما رو توی یوتیوب دنبال میکنن. متاسفانه مثل همیشه اخبار نقض حقوق محیط زیست در ماه گذشته بسیار زیاد بود، ولی من یه تعدادی رو گلچین کردم که اول سرتیتر خبرهاشون رو براتون میگم. تخلیه فاضلاب انسانی تصفیه نشده به دریا، آتش‌سوزی جنگل‌های گچساران، سد کسیلیان مازندران پیوست محیط زیستی ندارد، 24 روستای شمال غربی کشور مشکل تامین آب شرب دارند، علل خصوص اهر، توقف فعالیت یک واحد آلاینده در نفت، کارخانه سیمان تهران باید مسئولیت های اجتماعی خود را انجام دهد، خسارت 30 میلیارد دلاری آلودگی هوا در سال 1400، آتش سوزی در منطقه همدان باعث مرگ یک نفر و مصدومیت دو نفر شد، شناسایی بیش از 30,000 آلاینده در کشور، ذخیره ستا در معرض خطر قرار دارد، کشف لاشه یک دلفین و یک نهنگ در سواحل استان خوزستان، شکارچیان غیر مجاز در خرم‌آباد دستگیر شدند، وضعیت تالاب‌های کشور بحرانی است. وضعیت تالاب‌های کشور اداره کل منابع طبیعی مازندران گفت حدود 2 هکتار از جنگل‌های شهرستان کلاردرش در آتش سوخت. شکایت سازمان محیط زیست از شهرداری رشت، برنامه زمانی 4 ساله برای حل مشکلات. خشک شدن تالاب انزلی به طوری که هیچ آبراهه‌ای برای وجود ندارد. شکارچی غیر مجازی در نهاوند بازداشت. تنفس هوای آلوده در اهواز. بحران فرونشست در ایران جز با احیای آبخانها ممکن نیست. طرح مقابله با زندگیری پرندگان شکاری در استان بوشهر. تداوم خشکسالی در ایران تا سال 2025.
احضار و بازداشت تعدادی از شهروندان معترض به شرایط دریاچه ارومیه در ماکو و ادامه تلف شدن فوک‌های خزری. خب اول شرح این خبر رو میخوام بگم برای اینکه باز حاکی از بیکفایتی حکومت فاسد جمهوری حاکی از بیکفایتی مسئولین حکومت جمهوری اسلامی هستش. احضار و بازداشت تعدادی از شهروندان معترض به شرایط دریاچه ارومیه در ماکو. روز شنبه 19 شهریور ماه تعدادی از شهروندان معترض به شرایط دریاچه ارومیه در ماکو توسط اداره اطلاعات این شهرستان احضار و بازداشت شدند. گفته می شود احضار این شهروندان به دنبال برگزاری تجمع مورد اشاره و انتشار تصاویر و ویدیوهای آن در فضای مجازی صورت گرفته است. هویت یکی از این شهروندان آیدین جعفری 19 ساله احراز شده است. این شهروند پس از حضور در اداره اطلاعات شهرستان ماکو بازداشت شده و تا زمان تنظیم این گزارش از وضعیت او اطلاعی در دسترس نیست. همچنین تا کنون از اتهامات مطروح علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست. طبق روال همیشه هر کسی که هر اعتراضی داره راهکار جمهوری اسلامی این بوده که دستگیر میشه و بعدش اطلاعی در مورد اون شخص دیگه در دسترس نیستش. که در این خبر نقد متاسفانه اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی رعایت حقوق ذاتی و شهروندی که همان امنیت زندگی هست و اصل 24 قانون اساسی یعنی حق آزادی بیان برای همه و اصل 27 قانون اساسی حق آزادی تجمع و تظاهرات، اصل 32 قانون اساسی عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی و اصل 34 قانون اساسی رعایت حقوق انسانی توسط قانون نقض شده. و متاسفانه می‌بینیم که قانون جمهوری اسلامی حتی خودش رو قبول نداره، یعنی نظام جمهوری اسلامی حتی قوانین خودش رو قبول نداره. اعلامیه جهانی حقوق بشر در این خبر ماده 8 یعنی رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی و ماده 19 حق آزادی بیان و ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات نقض شده. خبر بعدیمون ادامه تلف شدن فوکای خزری هستش. ادامه سریال تلف شدن فوکای خزری که اصلا برای کسی مهم نیست تو این نظام. روح الله اسماعیلی معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران درباره تلفات غیرعادی فوک خزری از سال 1400 و ادامه آن در سال 1401 اظهار کرد. فوکای دریای خزر از گونه های در خطر انقراض هستند. وی افزود فوک دریای خزر حیوانی مهاجر است که زادآوری را در فصل زمستان در سواحل یخی قزاقستان و شمال دریای خزر و پس از گرم شدن هوا مهاجرت به آبهای عمیق و سواحل جنوبی را آغاز می کند و بنابراین بهار و تابستان و تا پاییز در سواحل ایران زندگی خود را سپری می کند. معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران بیان کرد شکار غیر مجاز در سواحل شمالی و گیر افتادن در تورهای صیادی در آبهای جنوبی آلودگی ها و کمبود منابع غذایی و شانه‌دار دریای خزر از مهمترین تهدیدات این گونه در سالهای اخیر بودند که در این خبر هم متاسفانه اصل 50 قانون اساسی یعنی حفاظت از محیط زیست رو شاهد هستیم. خبر دیگری داشتیم با عنوان تداوم خشکسالی در ایران تا سال 2025. مسئولین پیگیری و اجرای سیاست‌های ابلاغی در حوزه محیط زیست گفتند بر اساس پیش‌بینی‌ها خشکسالی در کشور ما تا سال 2025 ادامه خواهد داشت. به همین دلیل هستش که ما هندوانه کش می‌کنیم و به کشور ترکیه صادر می‌کنیم. متاسفانه احمد رضا لاهیجانزاده اظهار کرده زمانی که مصوبات دولت رو بررسی میکنیم مشاهده میکنیم که سایر دستگاه ها نیز در مصوبات خود به سیاست های ابلاغی در حوزه محیط زیست استناد کردن، اما این توجه به سیاست ها باید در عمل نیز اتفاق بیفتد.
که ما عملا تو جمهوری اسلامی واقعا هیچی نمیبینیم، همش فقط در حد حرف هستش. با بیان اینکه اوضاع محیط زیست کشور به شدت بحرانی است، گفت متاسفانه خشکسالی ها تاثیرش به شدت منفی بر کشور داشته و باعث شده تا منابع آب تجدیدپذیر کشور از 130 میلیارد متر مربع به 100 میلیارد متر مربع رسیده که این رقم کمتر هم می شود. خوش به حال ما واقعا با این دولت با کفایت. خبر بعدی، تنفس هوای آلوده در اهواز. سال هاست که ما داریم این خبر رو میشنویم. بر اساس اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست، در بین 8 کلان شهر کشور امروز، دیروز، فردا شهر اهواز همچنان آلودگی هوا رو در وضعیت ناسالم برای همه تجربه کرده و خواهد کرد. بر اساس اطلاعات مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست درباره کیفیت هوای 8 کلان شهر کشور، امروز شهر اهواز با شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون با میانگین 165 به عنوان آلوده ترین کلان شهر کشور در وضعیت ناسالم برای همه قرار گرفته. گروه های حساس در شیراز و عراق نیز هوای آلوده را با رسیدن به عدد 127 و 101 تنفس کردند. اهالی شهر عراق آلودگی هوا را با آلاینده شاخص از زن و در شیراز با آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون تجربه کردند. مردم در 5 کلان شهر اصفهان، کرج، تهران، مشهد، تبریز هوای قابل قبول را با رسیدن به عدد 95، 91، 79، 76 و 63 تجربه کردند. قابل قبولمون یعنی مرز. آلاینده شاخص هوا در کرج، در تهران دیوکسید نیتروژن و در 3 کلان شهر دیگر ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون هستش، که در این خبر هم متاسفانه اصل 50 قانون اساسی یعنی حفاظت از محیط زیست دیده میشه. خشک شدن تالاب انزلی به طوری که هیچ آبراهه‌ای برای او وجود ندارد. تالاب انزلی طوری خشک شد که حتی آبراهه‌ای هم برای اون وجود نداره. استاندار گیلان در جلسه کارگروه مدیریت و احیای تالاب انزلی که با حضور سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در حاشیه این تالاب برگزار شد، با بیان اینکه تالاب انزلی در سالهای اخیر با آسیب‌های جدی مواجه شده است، اظهار کرد ما میراثدار نگاه‌های غیر کارشناسی پیشینیان هستیم که موجب شده تالاب انزلی به طوری خشک شود که حتی آبراهه‌ای هم وجود نداشته باشد. یکی نیست که بهشون بگه خب وقتی میبینین تالاب داره خشک میشه، چرا آبراهه‌ای براش درست نمی کنین شما که اینا رو میبینین؟ اسدالله عباسی با اشاره به این که تالاب انزلی شناسنامه گیلان است و اگر از بین برود مواهب طبیعی استان از بین میرود، افسود به نحوی گلوی تالاب انزلی فشرده شده که برای حل مشکل آن نیاز به کار جهادی دارد. با توپ و تفنگ احتمالا میخوان این کارم انجام بدن. نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه برخی بیرحمانه محیط زیست را مورد تاخت و تاز قرار دادیم، اضافه کرد سازمان بنادر و دریانوردی و اساس کدام شاخصه موچکن را احداث کرده و این اجازه چگونه صادر شده. اجازه که به راحتی که حکومت جمهوری اسلامی داره برای خودشون صادر میشه. در این خبر هم متاسفانه باز شاهد نقض اصل ماده 50 یعنی حفاظت از محیط زیست هستیم. من یک خبر دیگر هم میگم تشریحش رو و بعد مایک در اختیار شما میذارم. وضعیت تالاب‌های کشور بحرانی بود و این قضیه حتی ربط پیدا میکنه به مرگ ماهیانی در این تالاب. معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفت وضعیت تالاب‌های کشور به دلیل خشکسالی متوالی و توسعه کشاورزی و حفر چاه‌های غیرمجاز در حاشیه این تالاب‌های شکننده و در شرایط خطرناک قرار گرفته است. از
در بازدید میدانی از سالاب بین المللی زریوار مریوان اظهار شده علاوه بر کاهش بارندگی، مصرف آب زیاد در بخش کشاورزی و حفر چاه‌های غیر مجاز در حاشیه تالاب‌ها موجب ایجاد وضعیت نامناسب کنونی تالاب‌های کشور شده. وی با اشاره به اینکه وزارت نیرو بر اساس قانون بعد از تأمین آب شور اولویت دوم کاری آن تأمین حق آبه تالاب ها می باشد، افزود حق آبه تالاب ها به دلیل کمبود بارش ها تأمین نشد و این مهم هم مدیریت منابع آبی را با مشکل مواجه کرده. مجددا متاسفانه شاهد نقض اصل ماده 50 قانون اساسی یعنی حفاظت از محیط زیست هستیم. من میخوام از این تریبون استفاده کنم و صدامو بلند به جای همه مردم ایران بگم ننگ بر جمهوری اسلامی. مرسی خانم آقا بگی. سپاس از شما، ممنونم. خیلی خوب بود، واقعا ممنونم ازتون. متاسفانه دارم نمیدونم چی بگم. در هر بخشی، در هر گوشه‌ای، در هر عضوی که شما ببینید این نقص وجود داره. نقص که چی شد فرای نقص. به هر قسمتی از ایران که محیط زیست از حیوانات باشه، از خود انسانی باشه، نمیدونم واقعا چی توی ایران سر جاش هست و درسته و موارد نقصش رعایت میشه، یعنی موارد نقص درش وجود نداره که من فکر نمی کنم اصلا تو جامعه ایرانی با رژیم جمهوری اسلامی همچین چیزی وجود داشته باشه. به هر حال ممنونم ازتون، سپاسگزارم. دعوت میکنم از خانم روزا جهانبین با موضوع بررسی و تحلیل اجلاس زمین و بیانیه ریو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میشنویم. شما خانم جهانبین، ممنون. خیلی ممنونم خانم آقا بیگی عزیز. من سلام عرض میکنم به همه همکاران و شنوندگان محترم. در مورد اجلاس زمین و اعلامیه ریو، اول از همه باید نکته رو بگم که یکی از اساسی ترین اعلامیه هایی هستش که توسط سازمان ملل پیرامون مسئله محیط زیست تهیه شده. همین اعلامیه ریو هستش که اثرات مثبتش رو تا کنون هم ما مشاهده میکنیم، که حالا توضیح بدم خدمتتون متوجه خواهید شد که چرا این اعلامیه اینقدر مفید و مهم هستش. بعد از انقلاب صنعتی اول که در بازه زمانی سالهای 1760 تا سال 1840 در جهان اتفاق افتاد، کشورها متوجه شدند که این صنعتی شدن کشورها ضربه سنگینی به محیط زیست جهان وارد کرده و این اثرات منفی در سالهای بعدی هم که ما شاهد رشد جمعیت، رشد صنعت و تکنولوژی هستیم بیشتر خواهد شد و ضربات سنگین‌تری به محیط زیست جهان وارد خواهد شد. در نتیجه کشورها برای دستیابی به راه حل‌های مؤثر در جهت کاهش اثرات زیانبار فعالیت‌های انسانی بر محیط زیست نشست و گفتگوهایی شروع کردن و در اولین قدم هم به راهکاری به نام توسعه پایدار دست پیدا کردن، که اولین بار هم این مسئله توسعه پایدار توسط خانم باربارا وارد در سال 1970 در اعلامیه کوکویاک به کار رفت و مطرح شد. توسعه پایدار در واقع به برقراری توازن اشاره داره و تلاش میکنه که با نگاهی نو به توسعه و رشد جوامع انسانی اون اشتباهات گذشته بشری که در قبال محیط زیست تکرار شده دیگه تکرار نشه و توسعه انسانی متوازن با محیط زیست پیش بره. به همین علت مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1989 به منظور معرفی و پیشرفت توسعه پایدار در سال 1992 در شهر ریو دو ژانیرو برزیل اجلاس زمین رو با نام کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل برگزار کرد. این کنفرانس یکی از مهمترین اقدامات در زمینه توسعه پایدار شناخته میشه که همزمان شد با 20مین سالگرد کنفرانس استکهلم. کنفرانس محیط زیست و توسعه از تاریخ 3 تا 14 ماه ژوئن سال 1992
با حضور و شرکت بیش از 150 نفر از دولت مردان، حدود 4500 نفر از نمایندگان دولت ها و بیش از 10000 خبرنگار و فیلمبردار و حتی نمایندگان 1500 سازمان غیر دولتی که مربوط هستن به نهادهای خصوصی در شهر ریو دو ژانیرو واقع در کشور برزیل این کنفرانس تشکیل شد. و این کنفرانس جهانی بزرگ که به اجلاس زمین یا همایش ریو هم شناخته میشه، توجه جهانی رو به مهمترین مسئله بشری در قرن 21، یعنی مسئله محیط زیست جلب کرد. نتیجه کنفرانس ریو 4 مورد اصلی بود. مورد اولش بیانیه یا اعلامیه ریو درباره محیط زیست و توسعه پایدار مطرح شد که 27 بند داره. در واقع اون اتفاق دومی که افتاد دستور کار 21، اسمش 21 یا دستورالعمل اقدام در ارتباط با توسعه پایدار جهانی تهیه شد که در جلسات بعدی حتما اگر که فرصتی باشه در مورد این آیتم دو صحبت میکنم. و هدف بعدی یا اون اتفاق بعدی که توی این کنفرانس افتاد، بیانیه‌ای تحت عنوان اصول جنگلداری صادر شد. و مورد آخر هم این هستش که دو کنوانسیون مهم بین المللی، یعنی کنوانسیون تنوع زیستی و معاهده تغییرات اقلیمی که تا همین امروز هم ما بارها در موردش صحبت کردیم و باهاش آشنایی داریم، تهیه و تصویب شد. اما برسیم به مورد اول که گفتم که بیانیه یا همون اعلامیه ریو در مورد درباره محیط زیست و توسعه پایدار بود که 27 بند داشت. این بیانیه که یکی از دستاوردهای اجلاس زمین هستش، از بین این 27 اصل من چند تاش رو براتون انتخاب کردم که خدمتتون عرض کنم. توی اصل دومش میگه که به منظور حفظ و حراست از محیط زیست، کشورها باید حتما سیاست‌های توسعه‌ای رو اعمال کنن که به هر حال مطابق باشه با ضوابط سازمان ملل و ضوابط جهانی و اون ضرر و زیانی رو که بشه جلوش رو کنترل کرد که به کشورهای دیگه آسیب نزنه رو حتما باید کشورها رعایت بکنن. اصل سومش میگه که کشوری که به دنبال توسعه هستش، خب به هر حال یه قدمی هستش که انجام میده، اما باید مشروط بر این باشه و در این راستا باشه که نیاز نسل کنونی و آینده رو برطرف کنه. در واقع اون نگاه به آینده، نگاه به نیاز نسل آینده از محیط زیست حتما در نظر گرفته بشه، یا حالا اگه بخوام به صورت خیلی عامیانه بگم، افراط و تفریطی در بهره برداری از محیط زیست اتفاق نیفته و محیط زیست فدای انسان نشه. اصل پنجمش میگه که همه کشورها و تمام انسانها باید با استفاده از قابلیت‌ها و امکاناتی که دارند این در جهت توسعه مداوم تلاش کنن و حتی به همدیگه هم کمک کنن، به کشورهایی که به هر حال امکانات کمتری دارن یا محرومیت‌هایی دارن کمک کنن. اصل هشتمش میگه که برای توسعه مستمر و افزایش کیفیت معیشت انسان‌ها باید کشورها شیوه های تولید و مصرفشون رو اصلاح کنن و حتی درباره اون نرخ رشد جمعیتی هم سیاست درستی رو در نظر بگیرن. یعنی باز هم در مورد افزایش و کاهش نرخ جمعیت باید حواسشون باشه که ضربه‌ای به محیط زیست وارد نشه، یا حالا اگر که به حال فعالیت اتفاق میفته اون خسارت به حد اقل خودش برسه. اصل دهمش که یکی از اصلای مهم این اعلامیه هستش، مطرح میکنه که در واقع بهترین راه بررسی مسائل محیط زیستی دخالت همه شهروندان یک جامعه و یک کشور هستش. یعنی اینکه خود مردم، خود شهروندا باید در مورد مسائل مربوط به محیط زیست کشور خودشون آگاهی داشته باشن، بهشون آموزش داده بشه، آگاهی رسانی بشه و حتی در خیلی از موارد نظراتشون سنجیده بشه، پرسش بشه و حتی مسئولان مربوطه هم باید این اطلاعات لازم رو در خصوص مسائل محیط زیستی در اختیار شهروندان قرار بدن و
بتونن از مشارکت عمومی همه مردم در مورد مسائل مربوط به محیط زیست استفاده کنن، چیزی که متاسفانه ما خیلی ضعیف داریم میبینیم توی کشور خودمون. و حالا اگه بخوام خیلی گذرا بگم، کوچکترین مسئلهش همینی هستش که ما اصلا مناسبت‌های جهانی که مربوط به محیط زیست هست رو اصلا توی ایران نه معرفی میشه، نه شناخته میشه، نه در واقع بزرگداشتش مطرح میشه و هیچ اتفاق خاصی در موردش نمیفته و حتی توی کتاب‌های درسی ما هم توی مدارس متاسفانه بچه‌های ما خیلی کم در مورد مسائل محیط زیستی آگاهی دارن و آگاهی کسب میکنن. اصل 11 این اعلامیه مطرح میکنه که کشورها باید قوانین مؤثری برای محیط زیست تدوین کنن. در واقع قوانین محیط زیستیشون باید بر اساس اون جغرافیا و شرایط کشوریشون تهیه بشه و خب به هر حال با توجه به اینکه کشور با کشور شرایط جغرافیاییش و حتی از نظر اقتصادی و اجتماعی شرایطشون متفاوته، باید اون قوانینی رو که لحاظ میکنه بر اساس شرایط اقلیمی کشور خودش باشه، اما حتما باید قوانینی برای حفظ و نگهداری محیط زیست تهیه و تدوین کنه. اصل 13 مطرح میکنه که کشورها باید در واقع قوانین ملی به منظور تعقیب کسی که باعث آلودگی محیط زیست میشه و یا حتی قربانی آلودگی محیط زیست هستش رو در نظر بگیره و بتونه از این طریق به حال اون کسی رو که به محیط زیست ضربه وارد کرده تحت پیگرد قانونی قرار بگیره و اون جبران خسارتی که اتفاق افتاده برای محیط زیست اتفاق بیفته. چیزی که ما متاسفانه قشنگ داریم برعکس این قضیه رو میبینیم توی کشور. و حالا بازم اگه بخوام یه مثال بگم، همین قضیه شکارچیهایی هستش که شکارهای خیلی غیرقانونی و بیرویهی میکنن و حتی اون محیطبانای ما وقتی که میخوان بر اساس قانون و بر اساس اون احساس انسانی وظیفه خودشون رو انجام بدن، متاسفانه محکوم میشن و قوانین کاملا برعکس داره به ضرر کسی که داره تلاش میکنه از محیط زیست حفاظت کنه انجام میشه. البته اینجا یه پرانتزم باز میکنم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 50 به مسئله محیط زیست اشاره شده و مطرح شده که حفاظت از محیط زیست وظیفه همه است، به گونه ای که در واقع هم نسل الان و هم نسل آینده بتونن از این محیط زیست استفاده کنن. و همینطور در مواد 680 686 و 688 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در خصوص میزان جرم و مجرمینی که به محیط زیست بی‌توجهی کردن هم صحبت شده و به حال چندین قوانین دیگه هم هستش که در حد نوشته هستش. به حال خودتون میدونید بارها هم در موردش صحبت کردیم، خیلی توجهی به این قضیه متاسفانه نمیشه. اصل 14 این بیانیه مطرح میکنه که کشورها در مورد نقل و انتقال و جابجایی مواد آلوده کننده محیط زیست خیلی باید تلاش کنن که اون مسائل ایمنی رو حتما رعایت کنن و اگر این جابجایی مواد آلوده کننده بین دو کشور هستش، باید حتما هر دو کشور با همدیگه همکاری داشته باشن. اصل 17 میگه که تجزیه و تحلیل پیامدهای محیط زیستی باید به عنوان یک تدبیر ملی برای همه در نظر گرفته بشه و میگه که باید از کارشناس استفاده بشه در مورد تحلیل پیامدهای زیست محیطی، همونطور که خانم تنهایی عزیزم چند دقیقه پیش فرمودن. همین مسئله تالاب‌هایی که ما داریم میبینیم که خشک میشن یا دریاچه‌هایی که خشک میشن، میشه جلوش رو گرفت اگر که واقعا دلسوزی باشه، اگر که واقعا کارشناسی اتفاق بیفته. و همیشه میگیم که پیشگیری بهتر از درمان هستش. اصل 20 در مورد اهمیت نقش زنان در امر محیط زیست صحبت کرده و اینکه خیلی میتونن نقش پررنگ و حساسی
در این زمینه داشته باشن، حالا چه فعالیت های شخصی خودشون، چه بحث آموزشی، چه بحث فعالیت های اجتماعی که میتونن داشته باشن. اصل 21 در مورد استفاده از جوانان در عرصه محیط زیست صحبت کرده، اینکه در واقع به جوانان فرصت داده بشه این خلاقیت ها، ابتکارات و اون در واقع نوآوری هایی که دارن استفاده بشه ازشون، چیزی که باز هم متاسفانه ما کم میبینیم و ما بسیار نخبه هایی داریم و جوانانی داریم که حتی وقتی چیزی هم اختراع میکنن که میتونه کمک بکنه، متاسفانه به خاطر اینکه ثبت نمیشه یا به نام خودش ثبت نمیشه یا اینکه بهش بها داده نمیشه، اون شخص اون اختراع خودش رو به کشور دیگه ای میبره و از اون طریق اون اختراعش رو کشف میکنه، در واقع ثبت میکنه و هیچ منفعتی برای ما نداره و بعد زمانی که به تولید انبوه میرسه ما تازه میشیم وارد کننده همون قطعه ای که جوان خودمون تو کشورمون این را در همون ابتدا پیشنهاد داده و مطرح کرده و اما بهش بها داده نشده. اصل 24 در مورد مسئله جنگ صحبت کرده، اینکه جنگ به طور طبیعی در واقع نابود کننده محیط زیست هستش و دولت ها باید قوانین بین المللی حفاظت از محیط زیست رو به هنگام درگیری های مسلحانه رعایت کنن و بهش احترام بگذارن. همین اصل هستش، یعنی اصل 24 هستش که بعدن توی سال 2021 سازمان ملل با استناد به همین اصل روز 6 نوامبر رو به عنوان روز جهانی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست به هنگام جنگ و درگیری های مسلحانه نامگذاری کرد و حتی توی همین جنگ اخیری هم که بین کشور اوکراین و روسیه در جریان هستش به این مسئله توجه کردن و گفتن که به هر حال صحبت شده و از هر دو کشور خواستن که توجه داشته باشن به این قضیه. اصل 27 در مورد اون روحیه همکاری و مشارکت بین کشورها و حتی انسانهای درون کشورها صحبت کرده، اینکه توجه داشته باشن به رعایت اصولی که به اون حفظ محیط زیست بیشتر کمک کنه. بعد از این کنفرانس مفهوم توسعه پایدار تقریبا در تمام اسناد مربوط به محیط زیست رشد پیدا کرد. 20 سال بعد از اجلاس زمین، یعنی در سال 2012، مجددا سران کشورها دور همدیگه جمع شدن که عمل کرده 20 سال گذشته خودشون رو در زمینه توسعه پایدار بررسی کنن و برای آینده هم تصمیم گیری های انجام بدن، که نام این جلسه هم ریو مثبت 20 قرار گرفت و هدف اصلیش هم ارائه یک دیدگاه منسجم و جامع در مورد مسائل بزرگ زیست محیطی بود و ابعاد سگانه توسعه پایدار، یعنی بُعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و حتی بحث اقتصاد سبز هم در مرکز مباحثی بود که توی این کنفرانس مطرح شد و ماحصل این کنفرانسی که برگزار شد تصویب یک سند بود تحت عنوان آینده‌ای که ما می‌خواهیم. در این سند، یعنی سند آینده‌ای که ما می‌خواهیم، مسائلی مثل گردشگری پایدار، استفاده از انرژی مقرون به صرفه، بهداشت آب، امنیت غذایی و بحث کشاورزی پایدار، بحث ریشه‌کنی فقر، بحث توانمندی زنان و دختران و حتی بحث کاهش خطرات بلایای طبیعی صحبت شد. و اگر که دقت کنید، مسائلی که توی این سند مطرح شد خیلی شباهت داره به سند توسعه هزاره که در 8 اصل در سال 2000 تهیه شد و بعد از اون در 17 اصل در بحث سند 2003 یونسکو که در سال 2015 تهیه شد. یعنی میتونم اینجوری نتیجه گیری کنم که بعد از آشنایی کشورها با واژه توسعه پایدار، ماحصل اعلامیه ریو در سال 1992 با 27 اصل، سند توسعه هزاره در سال 2000 با 8 هدف و سند آینده‌ای که ما می‌خواهیم در سال 2012 با 6 فصل
میشه سند 2003 یونسکو با 17 اصل که در سال 2015 تهیه شد و تا سال 2030 هم اعتبار داره. و فصل مشترک تمام این اسناد توجه به مسئله محیط زیست و برقراری توازن بین انسان و محیط زیست و همینطور حفاظت از محیط زیست برای نسل‌های بعدی هستش. در پایان این نکته را اضافه می‌کنم که بحث محیط زیست و اهمیت به اون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها در اصل 50 بهش اشاره شده. البته قوانین داخلی زیادی در خصوص اهمیت به محیط زیست در ایران تهیه شده که متاسفانه خیلی جنبه اجرایی ندارند و همونطور که عرض کردم حتی در مدارس و ادارات هم خیلی بهشون توجه نمیشه و قابل استنادم نیستن و حتی دولت جمهوری اسلامی ایران سند 2003 یونسکو رو که به اهمیتش در سطح جهان واقف هستیم نپذیرفته و خودش رو پایبند به رعایت اصول و اهدافش حالا با استناد به اینکه با قوانین داخلی و شرعی ما و اون شرعی اسلامی ما در تضاد هستش نمیدونه. مرسی از توجهتون. اگر که سوالی دارید من در خدمتم. با سپاس از خانم روزا جهانبین به خاطر سخنرانی جامع و کاملتون. بله، همونطور که شما فرمودید کنفرانس ریو یکی از مهمترین اقداماتی بود که در زمینه توسعه پایدار بود و همچنین چیزی که نظر من اونجا به خودش جلب کرد یک مسائلی بودش که در مورد نقش و حقوق شهروندان مخصوصا زنان و ساکنان بومی در این رابطه به این مسئله خیلی میپردازه، یعنی در واقع میاد توانمندسازی زنان رو از موضوعات مثلا مورد توجه قرار میده و همچنین نقش حیاتی زنان رو در تحقق و توسعه پایدار باز هم مورد توجه قرار میده و جا داره اینجا یادآوری کنم که فردا 15 اکتبر روز جهانی زنان روستایی هست. زنان روستایی که در واقع یک چهارم جمعیت جهان رو تشکیل میدن و نقش مهمی در سرپرستی خانواده خودشون دارن و در واقع این میتونیم بگیم که پیام اصلی این روز، روز جهانی زنان روستایی، یه جور حمایت از زنان روستایی و یکی از بهترین راهها برای به دست آوردن توسعه پایدار به منابع غذایی و مبارزه با فقر است. ممنونم از خانم روزا جهانبین. دوستان اگر در این خصوص صحبتی دارید، نقطه نظری دارید، با ما به اشتراک بذارید. ممنون میشم شما رو بشنوید. بله، خیلی ممنون از گزارش خیلی خوبتون خانم جهانبین. یه نکته رو گفتین که برای من سوال پیش اومد، یعنی بین صحبت های شما یه سوال برای من مطرح، فکر کردم خودم پیدا نکردم، احتمالاً شما میتونید جواب بدین و اون این هستش که گفتید استفاده از طبیعت نباید بر مبنای افراط و تفریط باشه. افراطش رو میفهمم، اما چرا تفریط؟ یعنی چرا کم تفریط به معنی کم استفاده کردن چرا به طبیعت ضرر میزنه؟ آیا منظور شما از افراط و تفریط در واقع چیز دیگه ای است که من متوجه نشدم؟ مرسی. بله، ما ترکتی رو بخواهم جامعه بخواهم از بشون. خیلی ممنونم از شما جناب رای بابت توجهتون. بیشتر منظور همون افراد هستش، به خاطر اینکه الان مسئله هست شما دارین توجه میکنیم، این بحث استفاده بیش از حد از منابع زمینی و منابع طبیعی که ما داریم، بیشتر منظور اون هستش. مرسی. سپاس از شما. آقای مهران بفرمایید، ما در اختیار شماست. سلام عرض ادب خدمت دوستان عزیز و با سپاس از توضیحات بسیار عالی دوستانمون. اتفاقا
من معتقدم مسئله افراط و تفریط هر دوش صحیح، یعنی بحث تفریط هم صحیحه. من فقط یه مثال خیلی کوچیک میزنم در خصوص محیط زیست جانوری، در خصوص همین تفریط. خب افراط یعنی اینکه من مثال خیلی ساده بخوام بزنم، مثلا میگم شکار بی رویه حیوانات میشه افراط دیگه. دوستان حتما همه موافقن، یعنی افراط در شکار بی رویه حیوانات باعث ضرر زدن به طبیعت میشه. یه زمانی توی مصر به قول معروف تعداد گنجشک‌ها زیاد شده بود. مثل این سرزمینی هست که کشاورزی که از بخش‌های عمده اقتصادش رو تشکیل میده. و دانشمندان محیط زیست و حالا اون کشاورزی اومدن تحقیق انجام دادن که باید تعداد این گنجشک‌ها یه مقدار کم بشه، چون داشت به طبیعت لطمه می‌زد، یعنی زیاد شده بود تعدادشون. بعد اینا تحقیق کردن دیدن که اگر گنجشک‌ها رو در حقیقت تعداد اگه گنجشک‌ها رو برای مدت زمان طولانی به پرواز در بیارن، اینا اون خودشون قلبشون وای میسه چون گنجشک نمیتونه طولانی پرواز کنه. یه طرحی دادن که خب تو اون منطقه‌ای که گنجشک زیاد بود در واقع نذارن گنجشک‌ها بشینن، یعنی با داد و صدا و حالا تکون دادن یه چیزایی این یه تعداد از گنجشک‌ها رو عمدن از بین ببرن، چون اون گنجشک‌ها داشتن زیان وارد می‌کردن. بعد از که یه مقدار از گنجشک‌ها از بین رفت، چند سال بعد دیدن یک نوع حشره خیلی زیانی بالاتر از اون زیان گنجشک‌ها داره به کشاورزی اون منطقه میزنه. و بعد از تحقیقاتی که انجام دادن متوجه شدن که اون اتفاقی حشرات توسط اون گنجشک‌ها خورده می‌شده. یعنی فقط من با این مثال می‌خواستم این رو خدمتتون عرض کنم که بله، بعضی وقت‌ها تفریط هم باعث خرابی طبیعت میشه، یعنی کم استفاده کردن. یه مثال خیلی کوتاه دیگه اینه که یکی از کشورها اومده بود و یکی از گربه‌سانان رو وارد کرده بود، بعد برای تغذیه این گربه‌سان اومده بود حیوانات اهلی رو به راحتی در اختیارشون قرار داده بود، اینا شکار نکردن. بعد از چند نسل اینا به دلیل نتونستن در تبحر شکار خودشون از بین رفتن. پس معتقدم این مسئله تفریط هم میتونه درست باشه. خیلی ممنونم ازت. سپاس از شما بخاطر توضیحات خیلی خوبتون ممنونم. اگر دوستان نظری دیگه دارن در مورد سخنرانی خانم جهانبین که بفرمایید که مایک رو بر بفرمایید. آقای رایی ما تحصیل شما. بله خیلی ممنون. توضیحات قانع کننده آقای مهران. در واقع توضیح اینجوری که من متوجه شدم توضیحشون این بود که ما آمدیم استفاده گنجشک‌ها از طبیعت رو کمش کردیم، این تفریط بوده و کم کردن گنجشک‌ها موجب شد که اونا کارشون رو نتونن انجام بدن. شبیه این مثال هم میشه زد، این که ما با انواع اقسام مواد شیمیایی در واقع عمله طبیعی طبیعت که زنبورها باشن رو کم کردیم. بنابراین تفرید از این زاویه قابل بررسی است و بنابراین صحبت خانم جهانبین دقیق بوده و کافیست که روش مطالعه میکردیم و فکر میکردیم و از تجربه خودمون استفاده میکردیم برای فهمیدن. اما همین صحبتهایی که خانم جهانبین کردن و این قوانین بسیار خوبی رو که مطرح کردن که همشون صحیح هست، نشون میده که طبیعت یه موجود زنده است. خودش طبیعت موجود زنده است، اجزاش هم همشون موجودات زنده هستن. هم طبیعت حقوق داره، حقوق ذاتی داره و هم همه موجودات حقوق ذاتی دارن و یک جانبه یک طرفه برخورد کردن با موجودات و یک طرفه تصمیم گرفتن در واقع حقوقی عمل نکردنه، یعنی به خود اجازه دخل و تصرف دادنه. همین مثالی که آقای مهران زدن کاملا صحیح است، یعنی ما آمدیم به تشخیص خودمون در موردی گنجشکا رو مثلا زندگیشون رو براشون تصمیم گرفتیم، در صورتی که طبیعت خودش یک اکوسیستم، یک تعادل زیست داره و نمیشه این تعادل زیست رو در واقع تجاوز کارانه بدون در نظر گرفتن حقوق همه اجزای طبیعت در واقع در نظر اجرا کرد. لازمه که حقوق نه تنها انسان رعایت میشه،
حقوق همه موجودات زنده رعایت بشه. از نظر من شخصی که اصلا معتقدم در طبیعت مرده وجود نداره، جامد وجود نداره، حتی سنگ هم زنده داره، زندگی داره و زنده است. حقوق طبیعت در واقع ذاتی همه اجزای طبیعت است و فقط نه. و بنابراین موقعی که ما حقوق طبیعت رو رعایت نمی کنیم، داریم تخریب می کنیم، داریم تجاوز می کنیم. هر کدوم از این اجزا لازم هست که بگذاریم همونطور که آقای مهران درست توضیح دادن، خود زندگی خود رو پیدا کنن، خود تطبیق خود و هماهنگی خودش رو پیدا بکنن. حقوق طبیعت و اجزای اون غیر قابل محدود کردن، غیر قابل سرمزد کردن، یکدیگر رو ایجاب می کنن. پس بنابراین حقوق انسان که می گوییم، منظور ما حقوق انسان در مقابل حقوق موجودات دیگر نیست، در رابطه با اونها هستش. و در واقع ماها در کشتی مثل کشتی نوح میمانیم که همه موجودات در اون هستیم و همه لازمه که نمونه های از این موجودات که در اون کشتی هستن در طبیعت هم همین گونه هست و همه اینها در ساخت این طبیعت، در زندگی این طبیعت، در تولید مثل و ادواری شدن این در واقع تولید مثل نقش دارن و ما اجازه نداریم جلوی این ادواری شدن رو هم بگیریم، جلوی این تولید مثلشون رو بگیریم. بنابراین همه اینها لیاقت هایی رو دارن که ما همه رو اونا شناسایی نکردیم و این لیاقت ها بر مبنای حقوقی ساخته شدن که اون حقوق رو لازمه که دونه دونه شناسایی کنیم و هر تخلو تصرف اقتدار گرایانه ای رو که می کنیم مطمئنن تخریبی هستش. همه موجودات حق دارن هویت داشته باشن و هویت خود رو گسترش بدن و در تطبیق با طبیعت، در تطبیق با موجودات دیگر اندازه و نوع رابطه رو حتی تعیین کنن. و همه موجودات از جمله انسان حق داریم که آب سالم داشته باشیم، هوای سالم داشته باشیم، خاک بارور داشته باشیم، خاک بارور قابل تولید و برگشت داشته باشیم، نه که با کودهای شیمیایی بزنیم بسوزونیمشون که تا قرنها، بعضی در مواردی تا قرنها نتونیم اونا رو دوباره بسازیم. و بنابراین تمام این صحبت‌های خوب خانم جانبین برمیگرده به این که ما با حقوق سرکار داریم و حقوق چقدر ذاتی و طبیعی ما هستند و چگونه بی‌توجهی ما به حقوق در واقع اقتدارگرایانه و دیکتاتور مآبانه برخورد کردن هستش. مرسی، خیلی ممنون. سپاس از شما جناب آقای رایی. بله، من واقعا موافق هستم. طبیعت خودش داره یک هوشمندی هستش که همیشه ما انسان ها با تصمیماتی که میگیریم همیشه باعث شدیم که یه آسیبی به محیط زیست بزنیم. من مارکو برای خانم جهانبین بازمان بفرمایید. خانم جهانبین بازمان، خیلی ممنونم از دوستان، هم آقای انصاری و هم آقای رایی بابت توجهشون و نظراتی که داشتن. من فکر میکنم بیشتر توی ایران درگیر مسئله افراد هستیم تا تفرید، یعنی انقدر همه چیز داره اضافه استفاده میشه که این مسئله تفرید شاید خیلی دیده نشه. اما اگر که بخوایم نگاه کلی به قضیه داشته باشیم که شاید شامل حال کشور خودمون هم بشه توی بحث تفرید، شاید بشه این مسئله‌ای که ما متاسفانه، خب ما میدونیم بسیاری از جلبک‌های دریایی هستن و یا حتی شهد گل‌ها هستن که توی مسئله داروسازی و صنعت میشه ازشون استفاده کرد، چیزی که اصلا ما حتی در موردش فکر آنچنانی هم نمی کنیم. یعنی تمام داروهایی که داره استفاده میشه و تمام حتی صنعت رنگزنی که داره استفاده میشه همش مسائل شیمیایی هستش، نه مسائل طبیعی و استفاده از اون عناصری که توی طبیعت وجود داره. یا یکی از دوستان توی صفحه چت هم نوشتن اون بحث انرژی های تجدیدپذیر، چیزی که متاسفانه توی ایران ما از اون انرژی آب، از اون انرژی حتی جذر و مد آبها، از انرژی خورشید، از انرژی باد، از هیچ کدوم از اینا به اون میزانی که الان کشورهای پیشرفته دارن استفاده میکنن متاسفانه ما نمیتونیم استفاده کنیم و موفق نبودیم.
و حتی خیلی از اون عناصری هم که توی ایران و اون پنل هایی هم که توی ایران قرار هستش که استفاده بشه، حتی تولید ملی ما هم نیست، از کشورهای پیشرفته داره وارد میشه، از کشورهای دیگه داره وارد میشه. یا خب کشور ایران به هر حال توی مسئله باران و بارانزایی خیلی کشور ضعیفی نیست، اما ما میبینیم که وقتی که یک سیل و سیلابی اتفاق میفته، این عدم مهارت و عدم مدیریت این سیل، این سیلاب، به جای اینکه هدایت بشه و بعداً به هر حال بشه از این انرژی اون استفاده کرد، حالا توی بحث برق رسانی، توی بحث تولید انرژی، توی بحث آب رسانی به زمین‌های کشاورزی، توی بحث پر کردن سفره‌های آب‌های زیرزمینی، ما می‌بینیم که چون که مسیر درستی پیدا نکرده، متأسفانه باز هم صدمش به خود انسان‌ها و شهروندان وارد میشه و خونه‌ها خراب میشن، جان‌ها گرفته میشه. ولی اینها مسائلی هستن که هنوز به نظر من شاید خیلی باهاش فاصله داریم. وقتی که ما درگیر مسائل ابتدایی مثل مثلا فرض کنین شکارچی غیر مجاز هستیم، یا در واقع حکم اعدام برای شکاربان هستیم، خشک شدن، ببخشید، بله، در واقع اون بحث محیط بانان، و یا حتی درگیر خشک شدن دریاچه و تالاب هستیم. یعنی انقدر درگیر این مسائل افراطی، ما جنگل خاری داریم، فروش خاک داریم، فرسایش خاک داریم، بحث الان داریم از آبهای زیرزمینی که الان نسل ما اصلا نباید ازش استفاده کنیم، ما داریم از آبهای زیرزمینی استفاده میکنیم، بحث سدسازی بیرویه داریم، انقدر درگیر بحث افراط هستیم که شاید مسئله تفریط واقعا کمتر بهش توجه میشه، که الان ممنون از هر دو دوست عزیز که مطرح کردن. مرسی، میکروفون در اختیارتون خانم آقا بیگ. سپاس از شما، ممنونم. جناب آقای مهران، بفرمایید، با در اختیارتون. سلام عرض ادب مجدد. من بازم عذرخواهی میکنم، خیلی کوتاه خدمتتون عرض میکنم. اتفاقا ما تو یکی از مهمترین مسئله هامون بحث تفریط داریم. الان ایران یک کشور نیمه خشک هست. حالا چون بحث محیط زیست است، به صورت کیسی مطرح بشه خیلی فکر می‌کنم بهتر باشه. ایران یک کشور نیمه خشک هست تو تقسیمات جغرافیایی اقلیمی جهان، و ما یک چیزی داریم به نام آفتاب. کشورهایی که آفتاب دارن امروز اومدن با استفاده از پنل‌های خورشیدی از انرژی آفتاب برای تولید برق استفاده می‌کنن. یعنی تهدید دیگه امروز تبدیل به فرصت شده. ولی متاسفانه تو کشور ما، من خودم شاهد این بودم، افرادی که میخواستن تو این زمینه سرمایه گذاری کنن اصلا بهشون اجازه داده نشد. حالا نمیدونم به چه دلایلی، این یک بحث هست. بحث حامل های انرژی الان رفته به سوی انرژی های پاک، رینوبل انرژی، یعنی انرژی های تجدیدپذیر، مثل انرژی های جذرومت، مثل انرژی خورشیدی، انرژی نور خورشید، انرژی باد. خب اینا انرژی های فسیلی نیستن. سالهای ساله که انرژی های فسیلی دیگه جای خودش رو به رنوبل انرژی، انرژی تجدیدپذیر داده، که پیامدش هم هوای پاک هست و کاهش آلاینده های محیط زیستی، که ما فوق العاده دچار تفریط هستیم توی مسئله انرژی. و توی مسئله حیوانات، توی مسئله حیوانات من یک مثال ساده جالب بزنم و خط کنم، عذرخواهی میکنم دوباره من صحبت کردم، شاید وقت کم باشه. ایران یکی از کشورهایی که دارای گونه های بسیاری از مارها هست. جالبه که شما بدونید که الان کشور برزیل مزارع پرورش مار داره، و سم مار یکی از گرونترین و کمیابترین صادرات دنیاست برای تولید دارو، علل خصوص داروهای بیماران قلبی برای تصلب شرائین. و جالب به این بوده که پزشکان قدیم ما فقط به این خاطر، به حالا دروغ یا خرافات که مردم من کنن، کشتن مار رو بد میدونستن، چون میدونستن که مار چه حیوان مفیدی هست. ولی خب متاسفانه اون موقع سوشال مدیایی نبوده که عنوان بشه توسط پزشکان قدیم ایران، و ما حتی از این گونه جانوری هم نمیتونیم استفاده کنیم تو این قضیه. یعنی میخواستم مثال بزنم که ما در بخش‌های به شدت اتفاقا دچار تفریط هستیم. خیلی ممنونم از شما که مجددا به من بخش. سپاس از شما، ممنونم از توضیحات خیلی خوبتون. متاسفانه چیدمان غلط مدیریت کشور و دولت جمهوری اسلامی به نحویه که هیچ وقت ما نمیتونیم از منابع طبیعی که داریم به نحو احسن استفاده کنیم برای پیشبرد و پیشرفت در واقع کشور.
و واقعا جای تأسف داره. جناب آقای رایمان در اختیار شماست، بفرمایید. بله خیلی ممنون. هم توضیحات خانم جهانبین درست بود که افراط زیاد در کشور ما وجود داره و توجه و ظرافت دید آقای مهران هم درسته، به این صورت که ایشون به و هر دو در واقع توجه دارن به این که جایگزین تعادل وجود نداره، نمیشه تعادل رو با افراط یا تفریط جایگزین کرد. موقعی که نیازی داریم لازم این نیاز رو با قاعده به اندازه مورد توجه قرار بدیم. طبیعت همه چیز رو به اندازه گذاشته و موقعی که نیاز خود توجه میکنیم، به نیاز تمام موجودات اطراف خودمون توجه کنیم، به این تعادل توجه میکنیم و این گونه نمیشه که به انرژی احتیاج داریم به هر قیمتی شده بگیم میسوزونیم و گاز کربونیک تولید میکنیم، و در صورتی که میتونستیم خوب تحقیق کنیم، میتونستیم خوب در نظر بگیریم، میتونستیم آنچه را از طبیعت برمیداریم با عمران دوباره به طبیعت برگردانیم و بنابراین به وظیفه مسئولیت عمران خودمون توجه کنیم و به اندازه برداشتنها توجه کنیم و به این که تعادل رو به هم میزنیم توجه کنیم. بنابراین شاید از زاویه دیگه هم بشه به این مسئله نگاه کرد که و این که موقعی که افراط داریم میکنیم در مصرفی، میتوانیم همراه تفریدی در مصرف چیزی دیگه مثل استفاده از انرژی خورشیدی رو هم ایجاد کنیم، یا از باد میتونیم درست استفاده بکنیم، یا از انرژی زمین، گرمای زمین میتونیم استفاده بکنیم. و بنابراین بحث ما در واقع برمیگرده به نوع نگاه ما به خود ما و طبیعت و نگاه ما به اینکه در جاهایی به خود اجازه تصرف میدیم، نه به عنوان موجودی که بالاترین مسئولیت رو داره در ساخت. به جای بالاترین ساخت به خود اجازه مصرف بیشتر از موجودات دیگر رو میدیم، جای موجودات دیگر رو تنگ کردیم با منفعت طلبی های خودمون، در صورتی که میتونستیم با عمران خودمون، با مسئولیت بالایی که داریم، هم زندگی خوب و صلح آمیز داشته باشیم و هم که با طبیعت در جنگ نباشیم. جنگ ما با طبیعت این نتیجه رو داره میده که طبیعت تحمل دیگه نمیتونه بکنه، بدون ما میتونه ادامه بده. همینطور تخریبار ادامه بدیم، زمین که سر جاشه، این خواهد ماند، متا بدون ما خواهد ماند. مرسی، خیلی ممنون. ممنونم از جناب آقای رایی. مایکرو در اختیار خانم تهرانی میذاریم، بفرمایید. خیلی ممنون که دوباره مایکرو در اختیار من گذاشتین. خانم جهانبی اشاره کردن به قضیه آموزش در مدارس. من فکر کنم جمهوری اسلامی وظیفه دیگه ای داره در مدارس برای کودکان، از اونجایی که داریم الان که دیگه واضحه و آشکار واسه هممون که بچه ها رو دارن بازداشت میکنن و میفرستنشون به قول خودشون توی کانونای پرورش فکری. خب بعد ما انتظارمون اینه که به بچه ها واقعا چه آموزشی بدن، آموزش حق طلبی؟ اصلا همچین چیزی از جمهوری اسلامی دور از انتظاره واقعا. و بعد در مورد سولار داریم حرف میزنیم، انرژی خورشیدی. ما اگه از انرژی خورشیدی استفاده کنیم، اون وقتی که کی پول برق بده، کی پول گاز بده، جیب دولت رو چطور باید پر کنیم؟ اینا واقعیتاییه که واقعا متاسفانه داریمشون تو جمهوری اسلامی. و همه این اعتراضاتی که داریم، هرچند که میگن اعتراضات بانوان بابت نمیدونم آزادی و حجاب و ایناه، ولی اصل مشکل مردم این بیشعوری نظام جمهوری اسلامیه واقعا، که داره ظلم میکنه نه تنها به بشریت ایران، بلکه به بشریت تمام دنیا و تمام جانوران داره ظلم میشه. خیلی ممنونم. ممنون از شما خانم تنهایی عزیز. جناب آقای رایی، ما در اختیار شما هستیم، خواهش می‌کنم بفرمایید. بیشتر شما بله، خیلی ممنون. صحبتی رو که خانم تنهایی گفتن نکته بسیار مهمی هست. من در بحث‌های قبلی هم دیدم که این نکته توجه نمیشه. به عنوان مثال برای شما بگم، میگویند مشکل آب در ایران چه، اینقدر آب شیر دشویر باز نذارید، اینقدر مصرف نکنید. در واقع
80%، بیش از 70% کمبود آب ما به خاطر کشاورزی کم بارور هستش. مصرف آب مردم، حالا شیرابشون هم که باز بذارن دوشم مثلا هر روز بگیرن، 7% مصرف آب ماست و بنابراین تقصیرها رو به گردن مردم انداختن عمدی است. یعنی رژیم میخواد مسئولیت از سر خودش باز کنه. به قول آقای رئیس دانا، تو این مملکت تحقیق کردن قدغنه و بنابراین موقعی که مشکلات رانندگی پیش میاد مردم مقصرن که بعد رانندگی میکنن. نمیگن که جاده ها خرابه، نمیگه که علائم بد گذاشته شده، نمیگه که درست سرمایه گذاری نشده. رفع مسئولیت میکنن و بنابراین دیوار مردم کوتاه است، همه بلاها رو سر مردم میارن. مرسی، خیلی ممنون. سپاس از جناب آقای رایی و تمام دوستانی که در این زمینه اظهار نظر کردن. شنیدی خیلی مفید بود. اگر که دوست دیگه در این زمینه نظری داره میتونی دستشو بالا کنه تا ما رو در اختیار بذاریم. خب ممنونم از همگی. از جناب آقای سلمانی از دامپنا با موضوع سخنرانی یوزها و دلایل انقراض آنها دعوت میکنم که بله. اگر که دستشون رو بالا کنن آقای یزدان پناه، من شما رو نمی‌بینم. سلام و خسته نباشید میگم خدمت دوستان و همکاران. خب صحبت ما در تو یوز خواست، موجودی که این روزا بیشتر از هر چیزی سر زبون ها افتاده. از جلسه قبل بیاد داریم که گفتیم که 43 تا یوز در 28 سال گذشته از بین رفتن، یعنی به طور میانگین هر دو سال 3 تا یوز ما از دست دادیم که اکثریتش هم به خاطر عدم آگاهی انسان ها بوده، که خصوصا چوپان ها و انسان هایی که اونا رو به خاطر نشناختن ویژگی های اخلاقی و رفتاری یوز پلنگ ها اونا رو ناخواسته یا کشتن یا زخمی کردن که در نهایت منجر به مرگشون شده. و نکته غم انگیز اینه که از سال 1320 از 400 قلاده یوز پلنگ به تا سال 1400 به 12 قلاده یوز پلنگ کاهش پیدا کرده تعدادشون، و این یعنی فاجعه. و از هر 20 قلاده فقط یک قلاده به دوران بلوغ میرسه، این یکی از ویژگی‌های دوران بلوغ کامل میرسه و میتونه به عنوان یه یوز بالغ باشه و به چرخه تولید مثل برگرده. اما تو این جلسه میخوام بیشتر در رابطه با علل انقراض اونها و عوامل مؤثر بر تشدید سرعت انقراض یوزها بپردازم. باید گفت یوزها گرفتار مدیریت ناکارآمد و مدیریت سیاسی شدن در ایران. میشه گفت فارغ از تعداد یوزهای کشته شده در ایران به دست انسان، آنچه که در دوران کنونی بیش از هر چیز دیگر نگرانی ها را بابت حفظ این گونه ارزشمند زیاد کرده، نوع مدیریت و رویکرد دولتی است که تعداد زیادی از دوستداران محیط زیست را به شدت نگران خود کرده است. نابود مدیریت کارآمد و سرکوب دوستداران و فعالان محیط زیست در کنار مدیران سیاسی که میزهای مدیریتی محیط زیست را اشغال کردند، به عنوان مهمترین عامل در انقراض گونه‌های جانوری و به خصوص یوز ایرانی می باشد. مدیران سیاسی که نه تنها از فقدان دانش کافی در زمینه محیط زیست محرومند، بلکه با سرپوش گذاری سیاسی بر مشکلات سعی در تبرئه خود می نمایند که این امر هزینه کلان و جبران ناپذیر را محیط زیست ایران تحمیل کرده است. به عنوان مثال من دو مثال براتون از خود روزنامه های ایران میارم. اولین مثال در خصوص یه فاجعه خیلی اسفناکه که چند مدت پیش خبرش در روزنامه های 11 مهر توی خبرگزاری تسنیم خبرش پخش شد، و اونم روزنامه تسنیم نوشته که بیمه حیات وحش لابلای تبصره‌های مجلس حذف شد. این یعنی فاجعه، چون هممون میدونیم که جانوران در حال انقراض، خصوصا گوشتخارانی مثل یوز پلنگ بیمه بودن، و اگه مثلا یه یوز پلنگ به یه گله حمله میکرد، بیمه خسارت اون گوسفند حالا یا اون بز یا هر چیزی رو پرداخت میکرد و یوز پلنگ از کشته شدن توسط چوپان تا حدودی در امان بود. غلامرضا ابدالی سرپرست دفتر حفاظت مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره حذف بیمه حیات وحش اظهار کرد در بودجه سال 1401 برای سازمان حفاظت محیط زیست ردیف بودجه 100 میلیارد تومانی برای بیمه حیات وحش پیشنهاد شده بود، اما این ردیف بودجه لابلای تبصره‌های اضافی مجلس شورای اسلامی
که بر تعداد که پرتعداد نیست هستن هست شد. حالا این تبصرهای این تبصره وسط چه چیزایی گم شده؟ احتمالاً بنیاد ارزش‌های امام، آثار علی امام و مسائلی از این جهت، بودجه‌ای که برای کلانی که برای اونا تعیین می‌کنه. وی ادامه داد پس از اینکه بودجه‌ای برای پرداخت بیمه حیات وحش در نظر گرفته نشد، سعی کردیم تا با کمک صندوق ملی محیط زیست و مشارکت تعدادی از شرکت‌های بیمه برای جبران خسارت وارد شده از جانب حیات وحش همکاری کنه. اما این راهکار برای کوتاه مدت است و برای حفاظت از گونه‌ها در دراز مدت باید ردیف بودجه‌ای برای بیمه حیات وحش اختصاص یابد. متاسفانه اینم یه بازم بار مسئولیت انداختن رو دوش بخش خصوصی و مردم، یعنی خودشون رو راحت تبرئه میکنن و بودجه رو معلوم نیست کجا مصرف میکنن. سرپرست دفتر حفاظت مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تعارضات میان حیات وحش و انسان افزایش پیدا کرده است گفت، علاوه بر در نظر گرفتن ردیف بودجه برای بیمه حیات وحش، وزارت جهاد کشاورزی باید دامداران و کشاورزان را مکلف کند تا محصولات خود را بیمه کنند. اینطور نیست که تمام خسارت توسط سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت شود، بلکه کشاورزان و دامداران نیز باید بخشی از مبلغ بیمه را پرداخت کرده و تمهیداتی را برای حفاظت از محصولات خود در برابر حیوانات در نظر بگیرند. همون صحبتی بود که الان دوستان داشتن و توپ میندازن توی زمین مردم و همیشه میگن مردم مقصرن، شما باید خودتون شما باید شریک باشین توی این مسئله. ابدالی تصریح کرد پیگیر این موضوع هستیم که در بودجه سال 1402 ردیف بودجه برای پرداخت بیمه حیات وحش اختصاص یابد و شخص رئیس سازمان نیز در این زمینه مذاکرات با مجلس داشته است. وی متذکر شد مال لیست جانورانی که بیشترین خسارت را به کشاورزان وارد می‌کنند جمع‌آوری کردیم تا این گونه‌ها را در اولویت بیمه حیات وحش قرار بگیرند. این جانوران شامل پلنگ، خرس قهوه‌ای، گرگ، گراز، پوچ و میش، آهو و هوبر هستند. پرداخت خسارت حیات وحش به کشاورزان در ردیف‌های پیشنهادی سازمان محیط زیست دیده نشده بود متاسفانه. به عنوان مثال بعدی می‌خوام بگم که مدیران ناکارآمد چه کارا می‌کنن. باز اینم از خود روزنامه‌های ایران این خبر، از روزنامه خبرگزاری ایسنا است. مرتضی پور میرزایی مدیر عامل انجمن یوز پلنگ ایرانی در گفتگو با برنامه تلویزیونی مثبت سلامت در مورد چالش‌های پیش روی بقای یوز پلنگ ایرانی، تحریم‌ها را بهانه‌ای برای عدم دریافت کمک از جوامع بین‌المللی در جهت حفظ یوز پلنگ ایرانی دانستند. این در حالی است که یوز ایرانی در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت قرار دارد. این سازمان، حالا اصلا ببینید سازمان چیه که اینا ادعا می‌کنن که به خاطر مسائل تحریم‌ها ما این سازمان با چه هدفی اصلا به وجود اومده؟ با هدف جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل، بررسی پروژه‌های محیط زیست، حمایت، لابی و آموزش و پرورش درست در سراسر جهان، فارغ از مسائل سیاسی فعالیت می‌کنه. در حالی که الان برای حتی همه واضح شده که تحریم‌ها فقط هدفمند هستن و بیشتر سپاه پاسداران رو هدف قرار دادن. سازمان‌های تروریستی جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادن، کاری به مردم ندارن، نه به بخش دارو ندارن، به بخش‌های مثل حیوانات در حال انقراض ندارن، و خصوصا که این سازمان هم که اصلا سیاسی نیست. از سال 1390 که پروژه حفاظت از یوز ایرانی رقم خورده، یک بار دو یوز پلنگ به نام کوشکی و دلبر و بار دیگر ایران فیروز برای تکثیر در شرایط نیمه اسارت در این پروژه بزرگ درگیر شدند که تلاش‌ها برای تکثیر از جانب یک جفت نخست بی‌نتیجه بوده است. اما در کنار مدیریت، حالا بیان یه مسائل دیگر هم باید برزه، باندبازی هایی که با مدیران به وجود میارن که الان نمونه شما خدمتتون عرض میکنم. همین پروژه‌ای که الان در متاسفانه ببینید چه اتفاق فاجعه باری توش افتاد که منجر به از دست دادن دو تا طول یوز شدیم. این پروژه به خوبی در حال پیشروی بود که در سال 1401 به یک بار تیم مربوطه عوض شده و گروهی سرپرستی آن را بر عهده گرفت که سابقه کشته شدن 5 گورخر ایرانی را در انتقال از توران به پارک ملی کویر در کارنامه خود داشت. از همان زمان تولد این توله ها شرایط نگهداری و نحوه شیردهی به توله ها به شدت مورد انتقاد کارشناسان بود، تا اینکه درست 4 روز بعد از تولد نخستین توله تلف شد. علت مرگ گرچه چسبندگی مادرزادی ریه عنوان شد، اما دلیل اصلی ورود شیر به نای حیوان بود. یعنی واقعا این نبود کارشناس و متخصص در این زمینه رو داره بیان می‌کنه. توله دوم نیز بعد از گذشت 17 روز و به دلیل شرایط نامساعد فیزیکی و انتقال سریع به تهران در راه تلف شد و تنها یک توله باقی مانده
باقی مانده هم در تهران در حال نگهداری است که الان خوشبختانه اون توله آخر زنده مونده و همه چیز اوکی است در اتوبان. این هم یه معجزه بوده تا که از دست این کارشناسای غیر وارد و ناشی تونسته زنده بمونه. به استناد تحقیقات به عمل آمده، شانس بقای این حیوان در آفریقا تا سن 18 ماهگی از هر 20 توله تنها یک مورد است. با توجه به شرایط بسیار حساس ایران این تعداد احتمالاً بسیار کمتر خواهد بود و از این رو اهمال در شرایط اسارت و به دست انسان و به نوعی تلف شدن یوز در چنین شرایطی بسیار ناگوار است. گونه‌های گوشتخوار و بزرگ‌جثه به عنوان گونه‌های پرچم به شمار می‌روند که در رأس اهرم غذایی و زنجیره‌های و زنجیره اکوسیستم قرار دارند. وقتی این گونه‌ها در معرض تهدید و خطر انقراض قرار گیرند، بدین معناست که تمامی اجزای آن هرم با مشکل جدی در تأمین زنجیره غذایی مواجه شده است. منظورش اینه که وقتی اون رأس هرم که اون بالا گوشتخواران قرار دارن نمیتونن، در حال دارن منقرض میشن، یعنی یه مشکل اون پایینه است، اون حیواناتی که در رده پایین‌تر قرار دارن و خوراک اونا هست. و متاسفانه همین هم هست، حالا گذشته از مسائل دیگه که حالا بهش میپردازیم. تا کنون در طبیعت ایران دو گونه جانوری مهم شیر و بب منقرض شده و برای همین از طبیعت ایران حذف شده. از میان گربه‌سانان گوشتخوار ساکن در خاک ایران نیز پلنگ‌ها و یوز پلنگ‌های باقی ماندند که یوزها به سرعت به سمت انقراض پیش می‌روند و متأسفانه پیش‌بینی‌هایی که در سال 1397 از انقراض این حیوان تا پایان دهه 90 شمسی خبر می‌داد بیش از هر زمان دیگر به واقعیت نزدیک است. جزیره شدن پدیده است. الان بحث می‌خوام بکنم روی مسائل دیگه، حالا خارج از مدیریت که واقعا افتضاح است، مسائل طبیعی که بازم دست انسان توش بوده و عامل این اتفاقات است. اولین پدیده جزیره شدنه که باعث انقراض یوز پلنگ‌ها داره میشه. جزیره شدن اصلا چیه؟ پدیده است که در نتیجه کوچک شدن زیستگاه و قطع ارتباط آن زیستگاه با دنیای بیرون شکل می‌گیرد. با کاهش تعداد یوزها جزیره شدن زیستگاه امروزه به عنوان یک عامل تاثیرگذار در انقراض جانوری در دنیا و به خصوص در ایران مطرح میباشد. جزیره شدن باعث کرده که یوز پلنگ آسیایی به گونه اندمیک یا همون بومزاد، یعنی فقط تو ایران یافت میشه، ایران تبدیل شود و به یوز پلنگ ایرانی شهرت یابد، زیرا در حال حاضر فقط در ایران یافت میشود. افزایش افسار گسیخه رشد جمعیت انسان‌ها عامل دوم و جهانی در انقراض جانوری از جمله یوز هاست، به طوری که جمعیت انسان ها از بعد از همه‌گیری طاعون در سال 1950 از حدود 327 میلیون نفر به حدود 7 میلیارد و 750 میلیون نفر در حال حاضر تغییر یافته است. این انفجار جمعیت انسانی باعث گردید تا انسان ها برای تأمین غذا زمین بیشتری را جهت کشاورزی در تصرف خیش درآورده و آب شیرین زیادی را در بخش کشاورزی مصرف کنند. کشاورزی علاوه بر مصرف زمین و آب مشترک بین انسان و حیوان، حجم زیادی از سموم را به طبیعت سرازیر کرده است که به نوبه خود در کاهش جمعیت جانوران مانند جبیر و قوچ و کل و بز وحشی که غذای اصلی یوزها میباشند تأثیر چشمگیری داشته است. به دنبال رشد صنعت، جاده سازی های غیر اصولی، کمبود بودجه و کمبود محیطبانان، فقدان بکارگیری کارشناسان خبره در مسائل محیط زیستی و چرای بی‌رویه دام از عوامل مؤثر در جزیره شدن زیستگاه‌های یوز پلنگ‌ها به حساب می‌آید. صنعت فرسوده کشور و ورود پساب‌ها، پسماندها و سایر آلاینده‌های صنعتی و وجود دام‌های آزاد مانند تراکتوری چنان حیات وحش ایران را شخ می‌زنند که برگشت به شرایط قبل از شروع انقراض جانوری را تقریباً غیر قابل تصور می‌کند. متأسفانه دولت به عنوان عامل اصلی بازدارنده در تخریب حیات وحش نه تنها وظایف خود به درستی عمل نمی کند، بلکه بعضاً به عنوان شریک جرم در تخریب نیز دیده می شود. به عنوان مثال، علی‌رغم بودجه 1.6% سازمان محیط زیست، یه بودجه تقریبا ناچیز حساب میشه نسبت به بودجه کل، سازمان محیط زیست از بودجه کل کشور در سال 1401 و کمبود ده ها هزار محیطبان بعضاً مشاهده می‌گردد که در منطقه حفاظت شده میانکاله اقدام به تأسیس پتروشیمی می‌گردد. این همه در حالی است که بر اساس اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست در درجه اول بر دوش دولت می‌باشد. آنچه جزیره شدن را حائز اهمیت می‌کند، اولاً دسترسی آسان جانوران برای شکارچی می‌باشد. جزیره شدن به مثابه یک سوپرمارکت برای شکارچیان مجاز و غیر مجاز حیات وحش می‌باشد. به طوری که هر زمان شکارچی اراده میکنه محل شکار رو برایش مشخص است و میتونه شکار رو انجام بده، حالا چه قانونی چه غیر قانونی.
بر اساس آمار محیط زیست ایران مبارخ 12 فروردین 1401 بیش از 3 میلیون سلاح شکاری در اختیار مردم می باشد. این امر کنترل بر شکار را علی‌رغم کمبود شدید محیط خانان و اقتصاد ضعیف کشور که مردم بیشترشون به خاطر گوشت شکار میکنن تقریبا اقتصاد ضعیف کشور دشوارتر میکنن. اما مهمترین تاثیر جزیره شدن را میتوان منگل شدن یوزهای متولد شده دانست که امکان بقای یوزهای تازه متولد شده را به شدت کاهش میدهد. طبیعت و حیات وحش همواره با یک سری مخاطرات روبرو است. زمانی حیات وحش میتواند پویایی داشته باشد که امکان حرکت مهاجرتی برای گونه های آن فراهم شده باشد. اقدامات و فعالیت های انسانی موجب جزیره شدن زیستگاه‌های حیات وحش شده است و این امر نیز عدم امکان مهاجرت و گذار را برای حیات وحش در کشور فراهم کرده است. بر همین اساس فقط امکان جفت‌گیری‌های درون فامیلی در گله‌ها وجود دارد که همین امر موجب شده یوزها به سبب زوال ژنتیکی به سمت زوال ژنتیکی پیش روند و در نهایت پس از چندین نسل فقط گونه‌های منگول باقی بمانند. این گونه‌های آسیب‌پذیر طی چند روز گرسنگی سرما از بین می‌روند و تلف می‌شوند. این نتیجه جزیره شدن حیات وحش است. واقعا این قضیه توی انسان‌ها و سایر موجودات هم صدق می‌کنه، نه فقط در یوزها. حالا چون یوزها تعدادشون فقط 12 تاشون باقی مونده، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. همین مسئله سبب می‌شود طی دو یا سه نسل ما نژاد مهمی را در کشور از دست دهیم یا دچار اختلالات و نقص‌هایی شویم که در آینده بگوییم ضرر کردیم و گونه ارزشمند طبیعی را از دست دادیم. برای کاهش عوامل تهدید حیات وحش بهترین راه حفاظت از زیستگاه آنهاست. به آموزش مستمر جوامع محلی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم محلی از طریق ایجاد درآمد جایگزین از شکار غیر مجاز و تخریب زیستگاه از مهمترین اقدامات است. بنابراین در هر نوع اقدام توسعه‌ای هم نیازمند گفتمان با سازمان محیط زیست و نگرش‌های محیط زیستی هستیم و هم چاره‌اندیشی و اینکه چگونه توسعه را با الزامات حفاظت و حراست از محیط زیست در هم راستا کنیم. در برخی از کشورها با ایجاد مسیرها و کریدورهای بین زیستگاه‌ها سعی در ایجاد ارتباط بین زیستگاه‌ها و جلوگیری از جزیره شدن گردیده است. در برخی مناطق با انتقال حیوان نر از یک زیستگاه به دیگری تلاش بر ممانعت از منگل شدن جانوری برای کاهش تاثیر مخرب جزیره شدن زیستگاه می شود. اما در مورد یوزها در ایران این امر تقریبا محال است. چون می دونیم که یوزها الان تعدادشون 12 تا باقی مانده و قلمرو خیلی گسترده دارن. یعنی شاید به صدها کیلومتر برسه قلمروی یوز پلنگ و امکان این که بخوایم از یه جای اونو اصلا زندگیری کنیم و ببریم جای دیگه حالا اونو برای تکثیر تقریبا غیر ممکنه. مهمترین عامل در حفظ محیط زیست آموزش از مدرسه تا دانشگاه می باشد. به همین منظور کنوانسیون های مانند کنوانسیون سایتس مطرح می گردد. امروزه توجه محیط زیست به عنوان یکی از مؤلفه های توسعه پایدار یک اصل پایه‌ای در جهان کنونی تلقی شده و این موضوع در پیوند با حیات وحش و پدیده انقراض گونه های جانوری اهمیت دوچندان یافته است. به طوری که در سال 1973 یا همون 1351 خورشیدی خودمون سایتیس یا همون کنوانسیون منع تجارت گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض برای برخی از گونه‌های در خطر انقراض در برابر بهره برداری بی‌رویه از راه کنترل و برقراری محدودیت‌ها در تجارت چه صادرات چه واردات و در صادرات یا واردات آنها در واشنگتن به تصویب رسید که دارای یک مقدمه 25 ماده‌ای و سه پیوست بوده و همکنون 160 کشور از جمله ایران در آن عضو رسمی هست. جناب آقای یزدان فرما، ما صدای شما رو نداریم. خب صدا رو دارین حالا؟ بله بفرمایید. سخنرانی من همینجا به پایان میرسه. امیدوارم که صدای من تا اونجا که خوندم حداقل داشته. بله صداتون بود. آره. بخش آخر رو کوتاه. آره بخش آخر فقط کنوانسیون سایتس بود که هدفش حفاظت از گونه‌های جانوری در حال انقراض بود و اینکه ایران امضا کرده ولی متاسفانه اصلا بهش اهمیت داده نمیشه. در اینجا من سخنرانی رو تموم میکنم و ممنون از توجهی که موضوع داشتید. مایک رو رها میکنم و تشکر میکنم مجددا از شما. سپاس از شما، ممنونم از سخنرانی خیلی خوبتون. ولی متاسفانه همونطور که فرمودید توسط زیست محیطی، بلایای طبیعی و همه اینا باعث
انقراض یوزها شدن و یه موردی که من خواستم اینجا اشاره کنم این بودش که تک جنسی شدن یوزها هم خیلی تاثیر گذاشت در واقع انقراض اونها و یکی هم که یه طرح تکثیر در اسارت رو اومدن انجام دادم متاسفانه که این هم موفق نبود و پروندهش رو بستم. و یه چیزی که خیلی جالبه من می‌خواستم بگم هنوز خیلی من شنیدم و میشنوم که اینها هنوز فرق یوز رو با پلنگ در واقع اشتباه می‌گیرن. اینم دلیلش به خاطر اینه که از ابتدا در واقع یوز ایرانی به نام یوز پلنگ بوده. به خاطر همین اصلا می‌خوام اینو عنوان کنم که پلنگ یعنی در واقع با یوز خیلی فرق داره، هم از لحاظ ظاهری و هم از خالایی که رو بدنش هستش از لحاظ جسته. اینو من برام خیلی جالب بود که خیلی فکر میکردن که یوز همون پلنگ در واقع. میخواستم که یک کامنت کوچیکی بذارم. خب جناب آقای مهران مایک در اختیارتون، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام عرض ادب مجدد و تشکر از جناب یزدان‌پناه عزیز بابت توضیحات بسیار عالی و مسعود. چون فقط چند تا مطلب دقیقا در خصوص همین صحبت‌های جناب یزدان‌پناه میخواستم اضافه کنم. حالا دوستان بدونم بد نیست، خنده‌ای تلختر از گریه رو در حقیقت به روی لب‌های ما میاره. ما حدود 2 دهه پیش بود که فکر میکنم به صورت جدی حدود بین 40 تا 50 تا از یوزه ها ما داشتیم. این یوز تنها گونه یوز آسیایی هست، سابقا تو مناطق عربستان شرق آسیا ایران بوده، همشون منقرض شدن و حدود 40 تا 50 قلادش تو ایران مونده بوده که الان بعد از 2 دهه تلاش ثمره کار آقایون رسیدن این قلاده ها به 14 یا 15 تا هست. 2 تا مسئله بود، یکی که کلاهی که روسیه سر ایران گذاشت و یک زمان 2 تا ببر سیبری رو به ایران داد و 2 تا یوز ایرانی رو از ایران گرفت. آقای پوتین فقط متجاوز نیست، کلاهبردار هم هست و ببر ها مبتلا به بیماری بودن به نام بیماری مشه مشه. در تمام دنیا هر زمانی که یک حیوان بیماری واگیردار میگیره این رو سریع از حیوانات دیگه جدا میکنن که حیوانات دیگه مبتلا نشن، ولی روسیه نه تنها اون رو جدا نکرد بلکه داد به ایران و اون ببرها یکیشون که مرد بر اثر این بیماری و توی باغ وحش ارم این بیماری رو به سایر حیوانات و یه مقدار از شیرها هم منتقل کرد و عملا پروسه تولید ببر هم تو ایران با تنها ماندن ببر نر به پایان رسید. ما چند تا یوز داشتیم که دیگه 2 تاش هم بدیم به روسیه. این یه مسئله. مسئله دوم اینه که رئیس سازمان محیط زیست ایران جناب آقای سلاجقه هست، ایشون لیسانس آب دارن، رئیس سازمان محیط زیست شدن. بزرگترین دغدغه ایشون اینه، اگه برید مطالعه بفرمایید، کسی که باید حافظ منافع محیط زیست کشور بزرگی مثل ایران باشه، ازش سوال کرده بودن که الان مشکل محیط زیست ما چی هست، حالا مشکل گونه های جانوری حالا یا گیاهی، گفته بود والا به نظر من، این رو دقیقا برید مطالعه کنه تو اینترنت، گفت به نظر من منابع طبیعی کشور ما مبحث حاکمیتی است و باید زیر مجموعه ولایت فقیه قرار بگیرد. این هم از وجنات رئیس سازمان محیط زیست ما که ازش توقع داریم بیاد جلوی انقراض گونه های گیاهی و جانوری رو ما رو بگیره. این 2 تا مسئله در خصوص یوزها بود که دقیقا مطرح کردن که این حیوان زیبا و منحصر به فرد داره در کشور ما از بین میره. من فقط یه انتقاد وارد میکنم به مردم خودمون تو این قضیه. اون بحث دولت که جدا دیگه اصلا در خصوصش نمیشه صحبت کرد که چه کسانی سر کار و رأس کار هستن، ولی خود مردم ما هم متاسفانه، اگر جناب آقای یزدان‌پناه قطع به یقین در جریان هستن، یه زمانی 4 تا از همه توله های یوزا رو یکی از چوپان ها آتش زد. 4 تا، یعنی به تنهایی 1/4 یوزهای دنیا رو آتش زد. چرا؟ عدم اطلاع. فکر میکرد اینها میان بزرگ میشن گوسفنداشون رو میخورن. اطلاع رسانی در کشور ما انجام نشده. کشوری که توش علوم انسانی کم ارزش جلوه داده بشه، که متاسفانه بعد از انقلاب اینجور شد، یعنی همه رفتن به سوی علوم پایه، حتی مردم خودمون براشون مهم بود که بچه هاشون حتما یا پزشکی بخونن یا مهندسی. دانش اجتماعی تو کشور ما از بین رفت، در حالی که پرورش بر آموزش مقدم هست. اگر بچه های ما پرورش پیدا می کردن، دانش اجتماعی داشتن که یکی از اون
المانهایی رو که ما باعث میشه از حفاظت کنیم از محیط زیستمون، داشتن دانش اجتماعی در خصوص محیط پیرامونمون هست، که ما بدون محیط پیرامونمون ما هم زنده نخواهیم ماند. ما چون توازن طبیعت به هم میخوره، اینه که اصلا خودشون هم دنبال این مسائل، دنبال مطالعه مسائل محیطی، دنبال مطالعه مسائل زیست محیطی، گیاهی، جانوری، مسئله آب، هر چیزی که شما فکرشون میکنید واقعا نیستن. و کمبود دانش اجتماعی متاسفانه در بین مردم ما باعث بروز اومدن بسیاری از فجایع زیست محیطی در کشور ما شده، که امیدوارم با تبلیغات، کمک همین کانونهایی مثل کانون خودمون و نشون دادن ارزش دانش اجتماعی که حفاظت از محیط زیست هم یکی از زیر مجموعه‌هاش هست، انشالله بتونیم اطلاع رسانی کنیم. خیلی متشکرم که وقت رو در اختیار من بود. سپاس از شما به خاطر نکات خیلی خوبی که اشاره کردید. بله، متاسفانه علوم انسانی سطحش در ایران خیلی پایینه و مردم آگاهی ندارن از این قضیه، و متاسفانه باعث میشه که همیشه به محیط زیست آسیب بزنن. دعوت میکنم از خانم مینا انصاری نژاد، اگه درست گفته باشم. دوستان جدید هستن، من فامیلیاشون رو نمیدونم. بفرمایید، ما در اختیارتون. سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی. من با صحبت‌های آقای مهران کاملا موافق هستم، یعنی کمبود دانش و آگاهی باعث آسیب رسوندن نه تنها به محیط زیست، بلکه به تمام جنبه‌های زندگی شده. میخوام یه بحث تاریخی و فلسفی رو، یعنی با این یه بحث تاریخی شروع کنم. ببینید، بعد از رنسانس توی اروپای قرن 15 بیشتر تکیه شد به آموزه‌های دکارتی. حالا آموزه های دکارتی این چی هست؟ اینه که عقل بشر برای هر مشکلی کافیه، ولی به شرط اینکه روش صحیح استفاده از عقل رو هم ما بدونیم. بعد از رنسانس تلاش اروپایی ها بیشتر به این معطوف شد که پیشرفت هایی در زمینه علم و صنعت و فناوری داشته باشن، و خب الحق هم که خیلی موفق بودن تو این زمینه نسبت به گذشته. ولی خب این پیشرفت‌های صنعتی علاوه بر فواید مثبتی که داشت، یه مشکلات خیلی عدیده‌ای به خودش با خودش آورد که باعث به وجود اومدن فجایع زیست محیطی شد توی زمینه‌های مختلف، مثل آلودگی آب، آلودگی هوا، مواد زائد و همینطور مواد زائد خطرناک. ولی خب امروز دیگه حرف ما در مورد پیشرفت صنعت نیست، بیشتر نحوه استفاده صحیح از تکنولوژی مهم هست، یه جوری که به محیط زیست صدمه نرسه و در نتیجه حیات رو هم به خطر نندازه. میتونیم بگیم که مشکلات محیط زیستی در مرحله اول مربوط به کشورهای صنعتی و پیشرفته هست، ولی خب این به این معنا نیست که کشورهای در حال توسعه هم باید کاملا تقلید کنن از کشورهای توسعه یافته و پیشرفت‌های صنعتی داشته باشن. باید اول به فکر یه راه حلی باشن که مشکلات مربوط به محیط زیست رو حل کنن، و چطور میتونن این کار رو کنن؟ با استفاده از تجربیاتی که کشورهای صنعتی و پیشرفته داشتن. ببینید، توی بعضی از کشورهای پیشرفته پیشرفت صنعت باعث به وجود اومدن خیلی فجایع زیست محیطی شد در زمینهای مختلف، مثل آلودگی هوا، مواد زائد خطرناک. مثلا توی لندن سال 1952 فکر میکنم آلودگی هوا باعث کشته شدن 4000 نفر شد. همین اخیراً هم به خاطر رعایت نشدن مسائل محیط زیستی، مخصوصا در زمینه دفع مواد زائد خطرناک در مناطقی که حالا مناسب نیستن و نشت این مواد به محیط زیست، مشکلات خیلی بزرگی رو به وجود آورد. و به نظر من این گونه مسائل بیشتر به خاطر فقدان یک قانون مناسب هست، مخصوصا توی کشورهای در حال توسعه، یا میتونیم بگیم به خاطر عدم رعایت این قوانین. من فکر میکنم که نگرش ما، نگرش افراد در خصوص محیط زیست باید تغییر پیدا کنه، یعنی تفکر انسانها باید به گونه‌ای پرورش پیدا کنه که صرف نظر از مسائل اقتصادی
مؤلفه های محیط زیستی رو هم در نظر بگیریم و به نظر من این هم مستلزم گسترش آموزش هست، بیشتر در خصوص اخلاق و فلسفه زیست محیطی به عموم مردم. خیلی ممنونم. مرسی. سپاس از شما. ممنونم. خواهش میکنم. توضیح خیلی خوبتون. دعوت میکنم از جناب آقای رایی. دستشون بالاست. بفرمایید. ما در اختیار. بله خیلی ممنون. خیلی ممنون از آقای یزدان‌پناه با توضیحات بسیار خوبشون. یه قسمتی از توضیحاتشون برای من سوال پیش آورد. نوعی که مطرح کردن نشون میده که ایشون خودشون جوابشو دارن. به همین علت الان سوال میکنم، بازش میکنم تا ببینم پاسخ ایشون چیست. ایشون گفتن که موقعی که محدودیت پیش میاریم، محدودیت جغرافیایی، حالا من کلمه جغرافیا پیش میاریم، میتونه در واقع اختلال ژنتیکی ایجاد بشه و نوع منگول یک موجودی باقی بمانه و نوعهای پیشرفتش در اثر ترمیم شدن از بین بره، یا اینکه حداقل میشه گفتش که میتوانه این خطر رو ایجاد کنه. بنابراین فورا این سوال برای من پیش اومد. تو فرانسه این کارو میکنم، من تو فرانسه زندگی میکنم، برای اینکه گرگ ها مغرض نشن و در این حال گوسفند ها رو نخورن، مناطقی رو در نظر گرفتن که گرگ ها اونجا باشن نیان طرفه، بنابراین براشون محدودیت شدید ایجاد کردن، مثلا در ارتفاعات خاصی اینا رو گذاشتن. بنابراین آیا این کاری که میکنن، یا خود من حالا با توضیحی که ایشون دادن شرمنده شدم، من برای اینکه مورچه نکشم یه ماده ای رو ماهی یه بار دور تمام درها و پنجرهای خونه میزنم که مورچه دیگه تو نیاد که من مجبورشم بکشمش، یا تارنکبوت اینجا که من زندگی میکنم زیاده، همینطور یه ماده دیگه میزنم که تارنکبوت ها نیان. آیا این کاری که من میکنم یه نوع دخالت هست تو زندگی اونها، یا اینکه نه، این در واقع محدودیت شدید که ایجاد کنیم برای زندگی مشکل پیش میاد. و سوال بعدی اینه که اصلا برای چی این موقعی که محدود میکنیم، در واقع زندانیشون میکنیم در جای مخصوصی، برای چی نوعی منگول ایجاد میکنه، یا اینکه نه میشه گفتش که خطر میتونید بگیرید، یعنی یک احتمالش هست که منگول ایجاد کنه. آیا منظورتون این هست یا اینکه نه حتما منگول ایجاد میکنه، نوع عقب افتادی انسانی ایجاد میکنه؟ این سوال من بود. مرسی. مرسی از شما. ممنونم آقای یزدان‌پناه. اجازه بدید آقای شایان میشنویم ایشون رو، بعدا شما جواب بدید. بفرمایید آقای شایان. ما در خدمتیم. بله، سپاس از شما خانم آقا بگی. پیرو فرمایشات آقای یزدان‌پناه راجع به اون تبادل ببرهای روسی و ایرانی و صحبت‌های آقای مهران، اینم می‌خواستم اضافه کنم که در حوزه محیط زیست سال 2019 وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف اومد به تهران و یک قرارداد محیط زیستی با ایران امضا کرد که در ازای انتقال زباله‌های اتمی به ایران از روسیه و انجام این کار، اجازه حق وتو برای برگردوندن تحریم‌ها از سمت آمریکا رو روسیه داره و حمایت ایران در سازمان ملل متحد می‌کنه، ولی متأسفانه روسیه این کار رو هم نکرد و پشت کشور ما رو خالی کرد. ممنونم از شما جناب آقای شایان. میشنویم آقای یزدان‌پناه. بفرمایید. مجددا خسته نباشید. این خدمت همکاران، ممنون از توجهی که داشتید. ببینید آقای رایی اگه اشتباه نکنم، من تلفظش حالا عذرخواهی میکنم، درست نمیدونم، همینجا عذر میخوام اگه اشتباه تلفظ کردم. ببینیم قضیه گرگا تو ایران هم داره اتفاق میفته. توی بخشی از مشهد یه سری از گرگا رو آوردن و چون واقعا حسا منگول شده بود و منگول شدن نسلشون بود و اینکه تعدادشون به شدت کاهش پیدا کرده بود، اومدن یه سری گرگ از جای دیگه آوردن توی مناطقی از مشهد که متاسفانه باز به خاطر عدم آگاهی چوپان ها و مردم تعداد زیادشون کشته شدن. ولی که بحث منگول شدن این یه احتماله. ببین بحث ژنتیکی که بیشتر مسائل پزشکیه، یعنی ما داریم با یه احتمال بیشتر یا کمتر داریم مقایسه میکنیم.
اینکه دخالت بشه فرضش کرد دخالت نیست. وقتی من نیاز به آمبولانس دارم دیگه آمبولانس یا پزشکی که میاد من کمک کنه دیگه دخالت فرض نباید بکنه. یعنی کمک حساب میشه، کمک حال به طبیعت یا رو به هر کسی یا انسان یا هر چیز. ولی بحث مونگول شدنه یه بحثیه که بیشتر اصلا بحث ژنتیکی، من اینو اونجا که من اطلاع دارم بحث احتماله. ما باید بیشتر تلاشمون رو بکنیم که این احتماله رو کمش کنیم، یعنی به سمت کمتر شدن اون فاجعه پیش بریم. حالا چند درصد این احتمال داره؟ این خیلی فاکتورهای زیادی توش نقش دارن. اینکه اولا در مثلا در دو نسل قبل‌تر این گورکا با هم فامیل بودن یا یوز پلنکا با هم فامیل بودن یا نبودن، مسئله از این دست خیلی تاثیرگذاره توی بحث ژنتیک و نمیشه 100% اظهار نظر کرد، ولی میتونیم کاهش بدیم فاجعه رو. در همین حد میتونم راهنماییتون کنم. ممنون از وقتی که من. سپاس از شما، ممنونم. در این خصوص بله، جناب آقای مهران بفرمایید. مدت دارتون اصخایی میکنم، من فامیلیت رو نمیدونم چون اسمتون اینجا نوشته بود خوندم. ببخشید، سلام عرض دارم، مجدد مایک باز نمیشد. من انصاری نژاد هستم، تایپ کردم خدمتتون، ببخشید، معذرت میخوام. الان صدامو داریم؟ بله صداتون هست، بفرمایید. فقط در پاسخ به جناب آقای رای عزیز که ما همیشه از دانششون بسیار بسیار استفاده کردیم، در خصوص سوالشون که فهمودن آیا اینکه من، حالا نه تنها جناب رای، خیلی از افراد میان جلوگیری میکنن از ورود حیوانات، حالا یا موزی یا حشرات موزی یا سایر حیوانات. بله اتفاقا چند وقت پیش بود که یک برنامه خیلی مبسوطی فکر میکنم خود بی بی سی تهیه کرده بود در این مورد و بخصوص در خصوص حشرات و اینکه بشر با استفاده از ابزاری مثل انواع آفتکش‌ها، پنجره‌های توری دار یا پشه بند، همین ماسکتونت ها، باعث میشه که کلن حشرات رو از زندگی خودش بیرون کنه. یعنی این خصلت بشر هست. این تحقیقاتی که انجام شد خب نشون داد که خلأ وجود حشرات توی زندگی انسان هم تأثیر داشته که به دو دسته تقسیمشون کرده بود، حشرات مضر و حشرات مفید. بله جلوگیری از ورود حشرات مفید به چرخه زندگی انسان باعث لطمه به زندگی خود نوع بشر هم شده. یعنی حشراتی که مخصوصا تو بحث کشاورزی، حشراتی که آفتکش هستن مثل کفشدوزک که از شته‌ها تغذیه میکنه و حتی خیلی از نوع حشرات دیگه، حتی حشراتی که وارده یا اونایی که گرده افشانی میکنن توی طبیعت و باعث بارور شدن گل، اینا جزء حشرات مفید طبقه بندی میشن، ولی نتونستن خیلی مرز ایجاد کنن، دونه دونه بگن حالا عنکبوت یا مثلا فلان حشره. ولی یه سری تقسیم بندی داره که حالا خودتون قطع یقین میتونید مطالعه کنه در خصوصش و حتما بهتر از من میتونید متوجه بشید. خیلی ممنونم، متشکرم. سپاس فرمان از جناب آقای انصاری نژاد. دوستان اگر که نظری دارید در این خصوص بفرمایید، اگر نه که بخش بعدی بله دعوت میکنم از جناب آقای سپهر رضای شایان با موضوع سخنرانی دریاچه ارومیه. میشنویم شما، بفرمایید. سپاس از شما خانم آقا بگی. بحران دریاچه ارومیه، بحران کم‌آبی و کاهش تراز دریاچه ارومیه در حالی طی سالیان اخیر جدی‌تر شده که خشک شدن این دریاچه موجب ایجاد کانون‌های گرد و غبار نمکی در منطقه، نابودی جزایر دریاچه، فرار حیوانات وحشی موجود در آن و ورود گونه‌های مهاجر به این جزیره خواهد شد. پارک ملی دریاچه ارومیه به مساحت 5400 کیلومتر مربع و با داشتن آب شور بزرگترین دریاچه ایران است. این پارک ملی دارای دو نوع اکوسیستم خشکی و آبی است. اکوسیستم آبی شامل آب شور دریاچه و اراضی باتلاقی حاشیه آن، زادگاه زیستگاه جانوران و 12 گونه جلبک است. این دریاچه در سال 1346 به منطقه حفاظت شده ارومیه و در سال 1354 به پارک ملی دریاچه ارومیه تغییر عنوان یافت و همچنین در سال 1356 با تصویب دبیرخانه برنامه انسان و کره به شبکه ذخیره‌گاه زیستگاه کره پیوسته است. همچنین این تالاب در سال 1354 به عنوان سایت رامسر یا تالاب بین‌المللی به ثبت رسیده است.
متاسفانه این زیست بوم با ارزش‌طی سالیان اخیر با مشکلاتی مواجه شده که حیات آن را به شدت در معرض خطر قرار داده. روند جدی کاهش حجم آب پارک ملی دریاچه ارومی باعث شده بیشتر ویژگی‌های زیستی خود را از دست بدهد. سطح تراز دریاچه ارومیه در شرایط نرمال حدود 1277 متر بوده که مساحت آن 5400 کیلومتر مربع و حجم آب به 32 میلیارد متر مکعب میرسد. میزان شوری آب در این شرایط 180 تا 220 گرم متغیر بوده و به همین دلیل تنها جانوران آبزی آب شور این دریاچه یک گونه سخت به نام آرومیتا زندگی میکنند. منابع تامین آب دریاچه رودخانه های آبریز بارش مستقیم به سد و چشمه های زیربستر هستند. دریاچه ارومیه گودترین ناحیه حوزه آبریز منطقه است و تنها راه خروج آب از آن تبخیر است. این ویژگی جغرافیایی مهمترین عامل شور شدن دریاچه ارومیه طی سالیان گذشته به شمار می رود. مطالعات رسوب شناسی از بستر دریاچه ارومیه نشان می دهد که علارغم گذشت طی سالیان هزار سال، در سالهایی که میزان بارندگی بیشتر از مقدار متوسط دراز مدت بوده به دلیل ورود بیشتر آب به دریاچه سطح بالا رفته و شاهد پیشروی آب در آن منطقه بودیم. در سال 70 تا 74 به دلیل حجم زیاد آب وارده سطح تراز دریاچه به حداکثر خود رسید و آب شور بخش عظیمی از اراضی کشاورزی اطراف دریاچه را گرفت. از سال 76 تا 77 با تغییرات اقلیمی یا همون گلوبال وارمینگ به ویژه خشکسالی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و افزایش برداشت از منابع آبی حوزه آبریز به خصوص در بخش کشاورزی موجب عدم تأمین زیست محیطی آن شده است. حجم آب وارده کاهش یافت و سطح تراز دریاچه پایین رفت. عوامل کم آبی دریاچه ارومیه تا کنون عوامل متعددی داشته شامل انسانی و طبیعی. مطالعات نشان می‌دهد که 31% عوامل طبیعی و 69% آن عوامل انسانی می باشد. در واقع بحران دریاچه ارومیه مؤثر بوده. در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد. عوامل طبیعی شامل کاهش 18% بارش، خشکسالی و افزایش میانگین دمایی بیشتر از یک درجه طی دو دهه اخیر بوده. عوامل انسانی شامل توسعه بی‌رویه کشاورزی، ایجاد ظرفیت دسترسی به آب تنظیم شده بیشتر ناشی از احداث سدهای بی‌رویه، عدم رعایت الگوی کشت و بهره‌وری پایین آب در مصارف می باشد. بحران دریاچه ارومیه از سال 77 شروع شد و سطح تراز آن از 1277 متر بالاتر از سدهای آب آزاد به 1270 متر کاهش یافت. در واقع طی این سالها حدود 6.4 متر از اطراف آب دریاچه کم شد. در حال حاضر آب دریاچه 2328 کیلومتر مربع است و حجم آب به 2.92 میلیارد متر مکعب کاهش یافته است. پیامدهای اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه: افزایش شوری در حد فوق‌العاده زیاد، کویرزایی در داخل پارک ملی دریاچه ارومیه، مشکلات شدید مدیریتی و حفاظت حیات وحش جزایر، تهدید جمعیت حیات وحش جزایر و اکوسیستم آبی، تهدید اراضی و باغات کشاورزی و حتی جوامع اطراف دریاچه ارومیه، کاهش شدید ذخایر آرومیتا در سطح دریاچه، کاهش شدید در جمعیت پرندگان مقیم و مهاجر، تغییر اکوسیستم طبیعی حواشی دریاچه و ارزش‌های گردشگری در آن نیز باعث تخریب زیست بومی آن شده است. نابودی تنوع زیستگاهی و جانوری، تشدید تغییر و نوسانات اقلیمی و نمکزدایی آن. چه اقداماتی برای نجات دریاچه ارومیه لازم است؟ قبل از تشکیل کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در سال 92 شاید بتوان تدوین و تصویب برنامه مدیریت دریاچه ارومیه را مهمترین اقدام برای حفظ و نجات آن تلقی کرد. این برنامه با پیگیری سازمان‌های محیط زیستی در قالب طرح ملی حفاظت از تالاب‌های ایران با همکاری نهادهای دولتی در سطح ملی و استانی انجام شد و حوزه آبریز دریاچه با رویکرد زیست محیطی گسترش پیدا کرد و در سال 1389 توسط هیئت دولت تصویب شد. این برنامه شامل 24 طرح اولویت دار است که در یک بازه زمانی 5 ساله برای احیای دریاچه ارومیه بود که متاسفانه به دلایل مختلف از جمله عدم تأمین منابع مالی اجرایی نشد. با توجه به ادامه بحران دریاچه و شروع کار
دولت حسن روحانی با تصویب هیئت دولت کارگروه ملی دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای مربوطه تشکیل و دبیرخانه این کارگروه به عنوان ستاد ملی دریاچه احیای ارومیه در محل دانشگاه صنعتی شریف مستقر شد. با استقرار دفتر برنامه ریزی و تلقی ستاد احیای دریاچه ارومیه و با همکاری دانشگاه‌های منطقه و متخصصان سازمان‌ها، نهادهای تخصصی ملی و محلی و همچنین کارشناسان بین‌المللی در یک بازه زمانی چند ماهه برای تدبین و ارائه نقشه و برنامه‌های عملیاتی احیای دریاچه ارومیه اقدام کردند. این برنامه در سال 93 تصویب و برای اجرا به نهادهای اجرایی ابلاغ شد. طبق این نقشه راه میزان آب دریاچه ارومیه در پایان یک دوره 10 ساله بایستی به تراز اکولوژیک یعنی 1274 کیلومتر مربع برسد. راهکارهای مصوب برای نجات دریاچه ارومیه. راهکارهای کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه در 6 بخش مصوب شد و برای اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی اغلاق شد که از سال 1393 اجرای آنها در سطح حوزه انجام گرفته. از جمله مهمترین این پروژه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: کاهش 40% آبهای زیرزمینی برای فعالیت های کشاورزی، توقف پروژه سدسازی در احداث و مطالعه در حوزه آبریز، نظارت دقیق و برنامه مصارف سد بزرگ حوزه دریاچه ارومیه، عدم تحویل آب مازاد ورود به سدهای حوزه به بخش کشاورزی، اتصال رودخانه های زرین رود و سیمین رود به طول 25 کیلومتر، لایرویی رودخانه های حوزه آبریز به طول بارق بر 253 کیلومتر، انتقال آب از سد کانی سبب به دریاچه ارومیه، احداث تصفیه خانه برای فاضلاب های شهرهای واقع در حوزه های آبریز دریاچه برای انتقال سالانه حدود 300 میلیون متر مکعب پسماند به آن، کنترل و نظارت بر بیشتر نهادهای مربوطه بر روی رودخانه های حوزه آبریز دریاچه ارومیه با هدف ممانعت از جلوگیری از تخریب دریاچه ارومیه. تحلیل وضعیت دریاچه ارومیه در پایان سال 1401. دریاچه ارومیه در شرایط نرمال دارای 5400 کیلومتر مکعب مساحت، 32 میلیارد متر مکعب آب شور و حدوداً 200 گرم در لیتر و سطح تراز آن 1277 متر بالاتر از سطح آب آزاد بوده. در شرایط نرمال یعنی قبل از سال 1376 میزان آب ورودی به دریاچه حدود 5 میلیارد متر مکعب و میزان تبخیر آن سالیانه 1000 میلیمتر مربع می باشد. حداکثر سطح تراز دریاچه ارومیه در سال 1401 به 2328 کیلومتر مربع رسید. عوامل عدم رسیدگی به وضع دریاچه ارومیه: 1. کاهش برندگی در سطح حوزه دریاچه ارومیه. 2. عدم رهاسازی کامل حقابه دریاچه ارومیه و محل سادسازی آنها. عدم شروع به موقع به تر و افزایش بهره‌وری سطح آب در بخش کشاورزی. توسعه بخش کشاورزی بدون در نظر گرفتن اراضی دریاچه ارومیه. نکته پایانی صحبتان، پیشبینی سطح تراز دریاچه ارومیه در کوتاه مدته. برآوردهای علمی نشان میده که میزان افزایش سطح تراز دریاچه ارومیه در سال آبی تنها 25 سانتی متر و حجم آب وارده به آن 850 میلیون متر مکعب میباشد. با توجه به شروع فصل گرم، مصرف عمده آب در حوزه کشاورزی و همچنین کاهش برندگی، از این به بعد سطح دریاچه نزولی خواهد بود و امیدی به افزایش آن نیست. به دلیل افزایش میزان تبخیر که تا اواخر مهر ماه ادامه خواهد شد داشت، پیش بینی می شود با کاهش حداقل 60 سانتی متر ارتفاع آب، سطح تراز دریاچه به 1270 متر برسد که در این وضعیت به احتمال بسیار زیاد بخش جنوبی آن کاملا خشک خواهد شد و عرصه آبی آن به 1000 کیلومتر مربع خواهد رسید. پیامدهای چنین وضعیتی اتصال کامل جزایر به سواحل، خروج و هیئت حواشی جزایر را نابود خواهد ساخت و ورود گونه های مهاجر به جزایر و ایجاد کانون های گرد و غبار در حاشیه دریاچه را میسر خواهد بود. این نکته را می‌خواستم اضافه کنم که اگر مقایسه بکنیم دریاچه وان در ترکیه را با دریاچه ارومیه، رئیس سازمان محیط زیست ترکیه آقای هاکان ایلماز 2017 تا سال 2025 اعلام کردند که برای احیای این برنامه نیازمند بودجه و ذخیره‌سازی
دولت هست و تا الان که سال 2022 هستیم، این دریاچه با موفقیت برعکس دریاچه ارومیه به کار خودش ادامه پیدا کرده. من صحبتم تموم شد، سپاس از شما. سپاس از جناب آقای شایان، به موارد خیلی خوبی اشاره کردید. ممنونم از سخنان خیلی خوبتون. خانم روزا جهانبین، مایک در اختیار شما، بفرمایید. خیلی ممنونم خانم آقای بگی عزیز و ممنون از آقای شایان بابت سخنرانی خیلی خوبی که داشتن. من فقط در تکمیل فرمایشات ایشون میخواستم یه نگاه یکم ریزتری داشته باشم به این قضیه حیات وحش اون حیواناتی که در جزیره های دریاچه ارومیه دارن زندگی میکنن و الان یکی از این حیوانات در خطر انقراض هست، گوزن زرد ایرانی، و در حال حاضر فقط 58 رأس ازش باقی مونده. البته خرداد امسال به حال یه زاد و ولد اتفاق افتاد و یک دونه اضافه شد که با احتساب اون شدن 58 تا. منتها به حال با توجه به این وضعیتی که دریاچه ارومیه داره، این اقدامات و این تمهیداتی که توی جزایر دریاچه ارومیه دارن میبینن، حالا مثلا محیطبان استخدام میکنن، یه سری سازه‌های بتونی میسازن، به حال زیست بومشون رو دارن تلاش میکنن که یه کمی مناسب تر کنن، تمام اینها میشه یه تلاش بیهوده اگر که این دریاچه ارومیه رو به خشکی کامل بره. برای همین خیلی خوبه که این تعادله برقرار بشه، یعنی به حال هزینه میشه، اتفاق میفته، سرمایه داره اونجا خرج میشه، هزینه میشه، اما از این ور دریاچه ارومیه متاسفانه وضعیت به شدت اسفناکی داره. و اصلا کلا من از زمانی که یادمه این دریاچه ارومیه همیشه تهدید میشد و رو به خشکی بود. من نمیدونم چند سال دیگه باید بگذره تا یه اتفاقی بیفته و یه فکری برای این دریاچه یا دریاچه و تالاب‌های مثل ارومیه بکنن. مرسی، میکروفون در اختیارتون. سپاس از شما، ممنونم. جناب آقای رایی، ما در اختیار شماست، بفرمایید. بله، خیلی ممنون از صحبت‌های شما آقای رضای شایان، صحبت‌هایی که باعث واقعا حسرت و درد. من یک مطلبی از آقای کردوانی خوندم که یکی از متخصصین کبیر شناسی در ایران هستند. ایشون پیشنهاد کرده که اصلا عطای دریاچه آبدار شدن دریاچه ارومیه رو به لقایش ببخشیم، بذاریم خشک بشه و در واقع یه تنوع گیاهی و نمیدونم حشره‌ای و اینا ایجاد بشه. دلیلشون هم این استش که تمام این تلاشایی که تا حالا کردیم نامناسب، ناموزونه و در واقع داریم با سیلی صورت خودمون رو سرخ نگه میداریم. این یک اقدام اساسی است که با توقعات و با خلاهای در واقع اداره کردن جور در نمیاد. تعداد چاهای عمیق اینقدر زیاده که در واقع چاهای عمیق‌تر از کف دریاچه هستن و بنابراین مثل آبکش شده این دریاچه و بنابراین تا تمام این مسائل حل نشن این دریاچه رو هم نمیتونیم در واقع مشکلش رو حل کنیم. حالا من در اینجا هم از آقای یزدان‌پناه و هم از شما و همینطور از خانم جهانبین که در این مورد مطالعه کردیم یه موضوعی رو باز میکنم که با هم روش فکر کنیم و در واقع همینطور آقای مهران و کسانی که در این مورد ذهن در واقع ارتباطی دارن، و اون این استش که خب در تمام این کره زمین بارها شده که انقراض پیش اومده و به جاش موجودات دیگه‌ای اومدن. مثلا یه بار میشه گفت، حالا اگه تئوری درست باشه، تمام کره زمین آتیش گرفته و بنابراین دایناسورها از بین رفتن. خب این دایناسورها در زمان خودشون یه تعادل مخصوص همون زمان رو داشتن که اون تعادل اجازه رشد موجودات دیگر رو نمیداده. بنابراین هرگاه الان میدونیم هزاران موجود اصلا از بین رفتن، مثل
ممود ها و حیوانات بزرگ و کوچک دیگه، همین دایناسورها که گفتم. و این نشان میده که ما از اکوسیستمی تو کره زمین به اکوسیستم دیگه ای میریم و در واقع در اینجا هرچی هم میگوییم از حقوق صحبت میکنیم، شناخت ما از حقوق طبیعت و ارتباطی که با طبیعت داریم کافی نیست و در واقع لازمه که علم در این زمینه مرتب کار کنه و پیشرفت کنه. و بنابراین یه جایی رو تشخیص میدیم، اما یه جایی که فکر میکنیم درست تشخیص دادیم میتونیم اشتباه کرده باشیم، دخالت باشه. و در واقع این دخالت ها میتوانه جایی ناصحیح باشه، ولی یه جایی هم میتوانه انتقال ایجاد بکنه و یک جایی هم میتوانه نه اصلا تبدیلی رو ایجاد کنه. به عنوان مثال الان من تو فرانسه میدونم یه تحقیقی شده، گنجشکا صحبتی که آقای مهران کردن در شهرهای فرانسه کم شده. یکی از دلایل مهمش اینه که شکل ساختمونا عوض شده و بنابراین آشیانه اینا نمیتونن بسازن. خونهای قدیمی اینا میامدن زیر سقف‌ها و جای که سایه داشته آشیانه میساختن. حالا دیگه ساختمونا بازه و سقف‌ها هم با زنگ پر شده یا با سفال پر شده و زیرش هم خیلی دامنه نداره. بنابراین عملا گنجشکا دیگه رفتن، اما این گنجشکا از بین نرفتن. یا در مورد کبوترها در پاریس، غذا دادن به کبوتر قدغن. دلیلش این استش که سقف پاریس ثبت شده به عنوان اثر تاریخی در یونسکو و این کبوترها میان سقف ساختمان‌ها رو کثیف میکنن و بنابراین غذا دادن به اینا قدغنه. حالا مردم گاهگداری میدن همچنان غذا، ولی خیلی کم شده و بنابراین تعداد کبوترها کم شده. این موضوع نشان دهنده این هستش که حالا با اون صحبتی که آقای کردبانی کرده و با این صحبتی که آقای یزدان بنا کردن، برای این تغییرها داره انجام میشه. کدوم از این تغییرها دخالت بجاست، کدوم از این تغییرها عواقب داره و کدومی که از این تغییرها نه تبدیلی هستش که میتونه پذیرفته بشه. مرسی، خیلی ممنون. سپاس از شما، ممنونم واقعا به خاطر اطلاعات مفیدی که در اختیار ما میذارید. من دوست دارم آقای یعظیم خانمات در اختیار شماست، بفرمایید. خواهش می‌کنم. مجددا خسته نباشید، این خدمت هم کارم. ببینید صحبت اون دوستتون که آقای رایی فرمودید کاملا درسته، اما یه چیزی ما یه فاکتور شما در نظر نمیگیریم، فاکتور زمانه. خب ببینید یه زمان طبیعت خودشو داره احیا میکنه یا تغییر میده، اکوسیستم تغییر شکل میده، از یه شکل به یه شکل دیگه، در شاید در طول هزاران سال، صدها سال این اتفاق بیفته. اما الان مسئله دریاچه ارومیه مسئله چند تا گوزن و چند تا خرس قهوه‌ای و خرگوش و آهو این چیزا نیست، مسئله میلیون ها آدمه که اطراف اون دارن زندگی میکنن. اگه این دریاچه خوش بشه، اون پدیده ریزگردها رو به دنبال خودش به وجود میاره. یه حجم زیادی از شاید طبق یکی از روزنامه‌هایی که خود ایران داشت نوشته بود میلیون ها نفر باید مهاجرت کنن. این مهاجرت اجباریه و میتونه تاثیر خیلی منفی روی بخش های کشورهای دیگه تا بذاره، نه فقط شهرهای دیگه ایران. و بحث برهم خوردن تراز انرژی حساب میشه. یعنی شما وقتی یه اکوسیستم داره تغییر شکل میده، یه ترازی از انرژی داره جابجا میشه، لازمه علم فیزیک. و حتی بحث اصلا بذارین یه کمی علمی تر باش برخورد کنیم. ببینید توی بحث خوردگی، علم خوردگی میگه که تمام مواد دوست دارن به سمت ناپایداری برگردن. وقتی ما معدن کاوی میکنیم توی منطقه، میایم یه جا معدن کاوی میکنیم، فولاد استخراج میکنیم، هر چیزی، در واقع داریم اونجا تراز انرژی رو به هم میزنیم، یعنی یه جورای ناپایداری ایجاد میکنیم. حالا این طبیعت خودش میتونه این حالت قبل خودش برگره، ولی زمان نیاز داره. یعنی طبیعت خودش میتونه خودش رو ترمیم کنه، از خودش دفاع کنه، هر کاری بکنه، ولی ما الان داریم تلاش میکنیم که از جون و جان و مال هزار میلیون ها ایرانی که دارن اونجا آواره میشن و معلومه به چه روزگاری مبتلا بشن، بعدن چه مشکلاتی براشون به وجود بیاد دارن صحبت میکنیم. ولی آره، شاید 2000 سال دیگه هم این اتفاق هیچ کس اهمیتی نداشته باشه، چون تغییرات خودشو دیگه انجام داده، مردم خودشون تطابق دادن با شرایط فعلی. من مایک رو آماده میکنم، ممنون از وقتی که من دادید. سپاس از شما جناب آقای عزم‌پناه. آقای شایان بفرمایید. من نمیدونم که، ببخشید، من چون اینجا نداشتم که چه کسی زودتر دستش بالا کرد، عذرخواهی میکنم که اگر
رعایت نشد، معذرت میخوام. سپاس از شما خانم آقابیگی عزیز. من اصلا این سوال برای خودم هم واضح بود که چرا مثلا ارتباط کشور ما با کشور ترکیه خیلی نزدیک و تنگاتنگ شده، حتی در حوزه صادرات گاز و امور دیگه. چرا مثلا توی همین حوزه که دریاچه ایوان ترکیه هم خیلی به مرور از وضعیت دریاچه ارومیه وضعیت خیلی بدی داشت، چرا حداقل الگوسازی و مشورت کردن نمیگیرن حتی دولت یا حکومت ایران که بخواد یه زمینه هایی ایجاد کنه که یک امید، نمیگم خیلی زیاد، ولی یه امید اندکی رو ایجاد کنه که اون مردم و اون افرادی که تو اون ناحیه زندگی میکنن یه ذره شور و نشاط زندگیشون بره بالا؟ واقعا برای خودم هم این سواله. ممنون از وقتی که گذاشتید. سپاس از شما جناب آقای شایان. خانم رضا بهمان در اختیار شماست، بفرمایید. خواهش می‌کنم. خب خیلی ممنون آقای شایان که دوباره دریچه ارومیه رو مطرح کردیم. من هر وقت اسم دریچه ارومیه میاد واقعا قلبم به درد میاد. یادم یه کتابی، یه خبری رو خوندم که توی کتاب‌های مدرسه‌های استرالیا وقتی در ارتباط با محیط زیست داشتن مطالعه میکردن، متاسفانه دریچه ارومیه به عنوان یه نمونه که داره خشک میشه تو کتاب‌های درسیشون هست و این باعث غم و اندوه ماست. اما یه چند تا نکته رو من خدمتتون عرض کنم. اول که یه کلیپی هست در ارتباط با آقای درویش هست که با آقای کلانتری گذاشته. من خیلی سعی کردم با کمک خانم آقا بگین رو روی سایت بگذاریم و در دسترس دوستان قرار بدیم. متاسفانه قد حجم زیاد بود نشد و الان داریم سعی میکنیم با آقای پرویزی این رو چند تکش کنیم و بذاریم روی سایت. پیشنهاد میکنم اگه لازم بشه برای تک تکتون جدا بفرستم، این کارو میکنم. حتما و حتما این رو ببینید در ارتباط با اینکه 20 سال پیش امروز رو پیش بینی میکردن و دولت تو گوشش پنبه کرد و توجهی نکرد. حالا توضیحاتی که میده خودتون گوش کنید، فقط خیلی کوچیک خلاصه بگم که این وزارت نیرو مثلا مقصر میدونستن، این وزارت نیرو رو در واقع به نوعی دریایچه ارومیه سیاسیه. اون برای انتخاباتش میگه به من چه، مردم نیرو آب میخوان، من نمیتونم همه درچه نیرو داشته باشم، درچه ارومیه داشته باشم، آبو باز کنم، باتلا خاموش خشک میشه ولی حیوانات آب میخوان، مردم آب میخوان، بعد مردم صداشون در میاد چون میخواد خودش انتخاب بشه. بنابراین یه نوع میتونم بگم سیاسیه. اما در ارتباط با صحبت جناب رای، جناب رای آقای کلانه، من خیلی بهشون احترام قائل هستم و درست هم میگم، ولی من فکر میکنم خیلی از چیزها هست فقط مربوط به کشور ما نمیشه. ارومیه فقط مال ایران نیست، چون اگر اکوسیستم ما تغییر بکنه در واقع اکوسیستم دنیا هم تغییر میکنه. اینطور نیست که فقط بگیم چون تو کشور منه فقط مربوط به کشور من اینجا آسیب میشم. باید به نظر من روش تحقیق کرد، نه فقط ایران، کارشناسان به هر حال کشورهای دیگه، عواقب این مسئله که اجازه بدین دیگه خشک بشه و دیگه با این مسئله کنار بیاین بیشتر است، یا اینکه به هر حال اینو احیاش بکنیم. چون چه درجه نمکه، یه درجه باتلاق معمولی نیستش که بگیم حالا خوش شد، حالا یه اتفاق تو گیاهان جدید، چیز جدیدی رو روش نمیکنه، حیوانات تو منطقه از بین میرن، درسته، ولی عواقب بعدی هم داره. اینکه مستلزم یه تحقیق و تفحص بزرگ جهانیه، یونسکو مورد اینها که بیان تحقیق کنن چه بکنن این رو احیاش بکنن، به نفعمون احیا بشه با حتی اگر با هزینه باشه، یا اینکه نه اگرم خوش به عواقبش خیلی کمتر از اون هزینه‌ای که میکنه. این از این جهت باید بررسی بشه، چون واقعا میگم نه فقط اکوسیستم ایران، اکوسیستم جهان رو تحت شعاع خودش قرار میده. خیلی کار مهمیه اینی که اجازه بدیم که یه خورده روی این کار بیشتر بکنیم، چه بسا میتونیم تو جلسات دیگر روی کار کنیم، تحقیق کنیم. ولی من پیشنهاد میکنم این فیلم رو حتما حتما دوستان ببینید، چه بسا یه برنامه دیگه داشتن این ارتباط میتونیم صحبت کنیم. اگر دوستان جناب آقای رایی هم تلگرامشون رو چیزی دارن، من میتونم ارسال کنم براتون که ایشون هم ببینم. بسیار عالیه، طولانی مدتش، ولی پیشنهادم اینه که حتما ببینید، یک ساعت و خورده ایه، البته جای تأسف داره ولی باید ما بدونیم اینها رو. ممنونم از شما، من ماکرو رها میکنم. سپاس از شما خانم رضا بهمان. بله این کلیپ خیلی عالی هست، من توصیه میکنم واقعا ببینید، امیدوارم که آگاه بشین و ببینید که باید چی کار بکنید. جناب آقای انصاری نژاد، ما در اختیار شما، بفرمایید. سلام عرض ادب مجدد.
عذرخواهی میکنم. تشکر از صحبت تمامی دوستان. دو تا مورد مطرح شد. یکی که از سوالات جناب آقای رایی بود که در خصوص اینکه آیا طبیعت خودش رو تجدید میکنه و اینکه آیا ما میتونیم، اگه من درست فهمیده باشم، آیا ما میتونیم امیدوار باشیم که این مشکلاتی هم که الان پیش اومده در حقیقت خود طبیعت خودش رو ترمیم بکنه. کم سوال جناب آقای رضای شایان بود که چرا ترکیه اینجور شده ما نشدیم. خیلی کوتاه خدمت مرسون، فقط دو تا مثال میزنم نظرمو میگم. ببینید دیگه شکی نیست که در حقیقت به اصطلاح آسیب ها به محیط زیست و به کره زمین در نتیجه گرمایش، گرم شدن بیشتر از حد کره زمین و ازدیاد آلودگی هوا بوده که این امر به لایه اوزون هم در حقیقت آسیب وارد کرد. با یه مثال کوچک میتونیم خیلی راحت قضیه رو روشن کنیم. توی زمان قرنطینه کرونا لایه اوزون 13% ترمیم شد به دلیل اینکه مردم توی قرنطینه بودن، ترددها کمتر شد، آلاینده های زیست محیطی کمتر مثل حالا اگزاز ماشین ها، دود کارخونه ها، یعنی تمام دنیا توی حالت قرنطینه رفت و خیلی برای دانشمندا باعث تعجب بود که چقدر تمهیدات چیده بودن. شاید مثلا در طی یک سال میتونستن 1% یا 2% مثلا حد فاصله سالهای فلان تا فلان رو امیدوار باشن که این لایه ترمیم بشه، ولی در همین مدت زمان کرونا پس دیگه شکی نیست که در حقیقت گرم شدن زمین و به اصطلاح ازدیاد آلاینده ها خب 100% باعث میشه که محیط ما تخریب بشه. در خصوص این که امیده هست که آیا ما میتونه به اصطلاح طبیعت میتونه خودش رو تجدید کنه، خب همونجور که ژئوپلیتیک تمدن دنیا یه جوری بوده که یه زمان بین النهرین عراق و لبنان و فلسطین با ایران مهد تمدن دنیا بودن، الان شدن حالا یه منطقه پر از محور شرارت و خط و تاریخ از اونجا ابدا شده. یه زمانی الان ما فسیل دریاها رو توی قله کوه ها پیدا میکنیم. بله، خود دنیا هم جغرافیاش به این صورت بوده که یه زمان قله دریا کف زمین بوده، کف قله های کوه کف دریا بوده و الان فسیل ماهی اونجا هست. ولی اگر که ما از محیط زیستمون حفاظت نکنیم قطع به یقین بیشتر لطمه خواهیم خورد. در خصوص سوال آقای رضای شاهان، من وقتم هم تموم هست، بگم که اگه ترکیه اصلاح شد ما نشدیم به این دلیله که الان توی ایران به دلیل تبدیل زمین‌های حاشیه‌های شهرها به زمین‌های باغ شهری که بیشتر به صورت غیرقانونی بهشون اهدا میشه و بیشتر هم توسط عوامل سپاه یا امامان جماعت استانها به فروش میرسه و از منابع طبیعی گرفته میشه، مردم زمینهای باغ شهری رو توش چاهای غیر مجاز حفر میکنن. برید تحقیق بفرمایید ببینید چند تا چاه غیر مجاز ما تو کل کشور داریم. استان فارس هم همین مشکل رو الان داره توی استان فارس و این چاهها منابع آب زیرزمینی رو تخلیه میکنن و بعضن بعضی از این چاه ها عمقشون از عمق دریاچه ها بیشتر هست و پیشبینی که توسط در حقیقت متخصصین محیط زیست انجام شده که تا چندین سال دیگه تمام همین باغ ها هم خشک خواهد شد. ببخشید من زیاد صحبت کردم، متشکرم. خیلی هم عالی، سپاس از شما. ما تحت شما هستم. بله، سلام مجدد. یه صحبتی شد در مورد انقراض گونه ها و من لازم دونستم یه سری توضیحات رو بدم. ببینید وقتی یه گونه منقرض میشه، گونه جدید زمانی به وجود میاد که گروه هایی از این گونه با نمونه های دیگرش تفاوت خیلی بسیاری پیدا کرده باشن و این تفاوت ها معمولا به صورت موروثی به نسل های بعدی انتقال میشه، منتقل میشه که باعث میشه این گونه جدید در نهایت به عنوان یک گونه کاملا جداگانه شناخته بشه. بله، در طول تاریخ ما بارها داشتیم که کره زمین خودش رو احیا کرده، خیلی از گونه ها منقرض شدن و گونه های دیگه به وجود آمدن، ولی خب الان یه همچین امکانی به نظر من وجود نداره، چون عواملی که الان انقراض گونه ها رو دامن میزنه به انقراض گونه ها و باعث انقراض گونه ها میشه همین عوامل
احتمال به وجود آوردن گونه های جدید رو هم کاهش میده و چه بسا که کامل این احتمال رو از بین میبره. چرا؟ به این دلیل که این عوامل، عوامل انسانی هستن که دخل و تصرف کردن در طبیعت و انقراض‌هایی که الان داره اتفاق میفته انقراض‌هایی نیستن که طبیعت خودش انجام داده باشه برای بازسازی خودش. خیلی ممنونم. سپاس از اطلاعات خیلی خوبتون. خیلی کردم. ممنونم. اگر دوستان صحبت دیگه ندارن بریم به بخش بعدی. بله جناب آقای رئیس بفرمایید. تشکر می‌کنم. بله خیلی ممنون. توضیحاتتون خیلی مفید و خوب بود. تشکر. اما آیا این انسان هستش که این تخریب‌ها رو ایجاد می‌کنه به صورتی که دیگه قابل جبران نیست، یا اینکه تو خود طبیعت هم همچین تخریب‌های اتفاق افتاده؟ مثلا آتش سوزی بزرگ میدونیم که بعدش زمین حاصلخیز ایجاد کرده، جنگل آتش میگیره، بعدش میبینیم که جنگل خوب در طول زمان به وجود میاد. بنابراین این سوال مطرح میشه که آیا این تفکری که ما داریم که ما اینقدر دستکاری داریم میکنیم که طبیعت خراب میشه، آیا این دقیقه؟ به عنوان مثال برای شما بگم، یه دانشمند بسیار معروفی هست به اسم آقای هارون تزیف، بسیار معروفی. ایشون مخالف بود که ما داریم کره زمین رو کاری کردیم که این همه طوفان‌ها و نمیدونم بلاهای طبیعی سر ما میاد به این صورت که هر سال سیل و طوفان و تیفون و اینا. اون نظرش بود که نه، تو تاریخ زمینی که نگاه میکنیم دوره‌ای هست، مثلا هر 200 سال یه بار مثلا میون این اتفاقات میفته. میخوام بگم که حرف شما صحیح است، اما آیا این دخل تصرف فقط به انسان ربط داره یا یه قسمتی هم تو خود طبیعت هم تخریب‌هایی به وجود میاد؟ مرسی، خیلی ممنون. سپاس از شما. میشنویم آقای انصاری نژاد رو. بفرمایید، ما در اختیارتون. خیلی ممنونم و متشکر خدمتتون که عرض کنم. ممنونم از سوال بسیار خوب جناب آقای رایی. اون بحث به اصطلاح همون انفجاری که میفرمایید، بله توی سوال مکزیک هم الان جای اون انفجار هست که یه شابسنگ بزرگ یه زمانی به زمین میخوره و انفجار عظیمی رو ایجاد میکنه که حاصل دود حاصل از اون انفجار در واقع جلوی نور خورشید رو میگیره و یک عصر یخبندانی به وجود میاد. بسیاری از گونه ها از بین میرن و در واقع فقط گونه های آبزی به صورت آمیب ها باقی میمونن و بعد از مدتی مجددا اونها تولید مثل میکنن و از اون گونه های آبزی که توی دریاها و توی مکانهای مخصوصا توی جای یخ زده، یعنی قطب شمال و قطب جنوب بودن، دوباره تکثیر میشن و به وجود میاد. ولی این امر فقط یک بار حدسش اتفاق افتاده، یعنی حالا اونم 99% حالا دانشمندان معتقد هستن به این برخورد این شهاب سنگ و از بین رفتن و انقراض گونه های زیست محیطی، جانوری و گیاهی که خب شاخصشون دایناسورها بودن. ولی خب ما به غیر از اون جریان من حالا ذهنم یاری نمیده، حالا اگر شما راهنمایی بفرمایید، به اون بزرگی و در اون حد دیگه اتفاق نیفتاد که بخواد توی این حجم دنیا رو دستخوش تغییر کنه. حالا اگر دوستان بدونن و اطلاعاتی بدن به ما که ما هم استفاده کنیم خیلی ممنون میشه. دست شما در نکنم. متشکرم. سپاس بیکران. ممنونم از اطلاع خوبی که دادید. خانم رضاوند، ما که احتیار شماست. بخوام سوال خوبی بود جناب رایی. جناب رایی، گاهی اوقات طبیعت با خودش دوسته، تغییرات اتفاقاتی که درش میفته همزمان با اون قسمت مثبتش هم پیش میاد. اگر آتش فشانی فعال میشه، مواد مذابی که به قول شما استخراج میشه ازش به طبیعت دوباره کمک میکنه و اون رو میگن طبیعت خودش اگه درد میده به قول ما در بزرگای ما درمان هم میده، همزمان همه چی رو باهاش داره. اما اونو ما کاری نمیتونیم باهاش بکنیم. اما عصر یخبندانی که دوستم فرمودن اگه الان هم اتفاق بیفته ما کاری نمیتونیم براش بکنیم، یا فعلا قد تکنولوژی ما در اون حد نیست که بتونیم.
اما ما خودمون با دست خودمون که میتونیم پیشگیری کنیم، کاری میکنیم که میتوانستیم نکنیم و اینقدر تو این کار سرعت عمل داریم، به قول ایشون یک بار دو بار اتفاق میفته، چند بار اتفاق میفته. سیلی که اتفاق میفته تو طبیعت، اون سیل مواد سیل هایی که میاد خود اونها زمین رو بارور میکنه، اما ما صدمات دیگه ای رو به وجود میاریم، طالاب ها رو خشک میکنیم، کارهایی که انجام میدیم، دایناسورها هم منقرض شدند اما دست ما نبوده. اما صحبت سر اینه که چرا خودمون کاری انجام میدیم بعد با این سرعت مواد آلوده ای که تو هوا پخش میکنیم، مواد صنعتی، و بدترین مثال ایرانه تو کل دنیا که بجز منفعت جیب خود یه گروه کوچکی، نمیخوام بگم کل مردم ایران، من روی سیستم اینقدر به فکر منافع جیبشون هستن، معدنها تالاب هرال عظیم رو خوش کردن که بتونن نفت راحت، مثلا دوست عزیزشون راحت بتونه استخراجشون هزینه کمتر بره. این رو باید جلوش گرفت. حالا اگر هرال عظیم خود به خود بر اساس موارد طبیعی خشک شد، ما کاری نمیتونیم بهش بکنیم. میتونیم منتظر بشیم که خود طبیعت چطور ترمیم میکنه، یه سیستم اکوسیستم جدیدی به وجود میاره. اما ما چرا باید این کار جلوی اینو باید گرفت. به همین دلیل هست که میگم اگر دریایچه ارومیه به صورت طبیعی خشک میشد، کاری از دست ما بر نمیومد، خود به خود خودش هم ترمیم میکرد، اکوسیستم جدیدی جایگزین میکرد. اما ما داریم این کار رو میکنیم و جالب عواقبش نمیدونیم هم چی میشه و منتظر میشه و نسل‌های بعدی رو هم گرفتار این عواقب میکنیم. به قول معروف یه دیمونه یه سنگی رو میدازه تو چاه، صد تا عاقل نمیتونن در بیارن. الان بیچاره نسل‌های آینده ما دچار این موزر خواهند شد. ممنونم. ممنون از شما. سپاس بیکران. جناب آقای شایان، ما در اختیار شماست. بفرمایید. خواستم این مطلبم اضافه کنم به صحبت‌های آقای انصاری نژاد که سواحل شرقی استرالیا، شهر بریزبن که سال 2017 فکر کنم آتش گرفت طبق فرمایشات آقای رایی، بعد از اون آتش سوزی اون سواحل و زمین‌های کشاورزی و جنگل‌هایی که توی اون شهر بود خیلی حاصل خیزتر شد و صنعت کشاورزی استرالیا رو رونق داد. سپاس از شما خانم. سپاس بیکران از شما. ممنونم. دوستان اگر که نظری دارید، آقای شایان دست شما مجدد بالا، صحبتی دارید؟ خب دعوت میکنم از سخنان بعدیمون خانم فرشته خیام حسینی با موضوع وضعیت آب در ایران. خانم خیام حسینی ما در اختیار شماست. میشنویم شما بفرمایید. ممنون. اول از همه خسته نباشید بگم به همه دوستان و سپاس از همتون که واقعا مطالب فوق العاده عالی رو بیان کردین و جلسه فوق العاده پرباری رو برامون رقم زد. من در ابتدا یه درود خسته نباشید به همه دوستان دارم و همه کسانی که ما رو از کانال یوتیوب دنبال میکنم. سخنرانی ما با این مطلب شروع میکنم: زمین بدون آب شانه خالی میکنم. میدونم که بحران کم آبی شاید بیش از هزاران بار تو جلسات کانون و جاهای مختلف مطرح شده، اما مسلما تا به نتیجه مطلوب نرسیدن این مشکل، این گفتگو در مورد این موضوع ادامه داره. فقط 20 سال تا رسیدن به مرزهای فقر آبی فاصله داریم. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشون میده سرانه آب در ایران در افق 1420 با فرض 106 میلیون نفر جمعیت به 976 متر مکعب میرسه. این یعنی جیره بندی میشه. دیگه نمیتونیم با باز کردن شیر آب یه لیوان آب سالم بخوریم. و یا روستاهایی که به منابع آب لوله کشی دسترسی ندارن، باید ساعت‌های بیشتری و مسافت‌های طولانی‌تری را برای آوردن آب به خونه‌هاشون طی کنن. بر اساس استانداردهای بین‌المللی، وقتی سرانه آب در هر کشوری به زیر 1000 متر مکعب برسه، به مفهوم بحران آبی توی این کشوره.
فقر آبی در کمین ایرانه. این یک فاجعه بزرگ. این یعنی تنش‌های آبی که در فلات مرکز ایران شاهد بودیم در این افق، یعنی در افق 1420 به سراسر کشور تسری خواهد داشت و استان‌های مختلف با هم دیگه سر آب درگیر می‌شوند. تشدید پدیده فرونشست جان و مال ایرانیان در معرض خطر قرار می‌ده. زیرا ممکنه یه روز یک آدم عادی در حالی که داره توی خیابون راه میره زیر پاش خالی میشه و چندین متر زمین سقوط میکنه. در آینده ناگزیریم دلخرجهای آبی فراموش کنیم و کمتر آب مصرف کنیم. نکته ای که سید محمد علی بنی هاشمی دانشیار پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران به اون اشاره میکنه اینه که در آینده با توجه به کاهش سرانه آب تنش‌های آبی را شاهد خواهیم و به این خاطر که برنامه‌های سازگاری با خشکسالی بیشتر باید توجه بشه. اونچه کشور را دچار تنش جدی می‌کنه وضعیت وخیم سفره آبهای زیرزمینی. متأسفانه طی سال‌های گذشته دست و دل بازانه چاه عمیق هم کردند و با استفاده از پمپ‌های آب منابع اعماق زمین را برای کشاورزی و شرب بیرون کشیدن و به همین دلیل با کسری مخازن آب زیرزمینی مواجه است. بنابراین وقتی ایران وارد بحران آبی میشه دیگه آبی در زیرزمین وجود نداره که از اون استفاده کنه. اگه سرانه آب کاهش پیدا کنه اتفاقی در اصفهان و کهگیل بویراحمد و غیره اتفاق افتاده در همه کشور تکرار میشه. تنش‌های اجتماعی شدت پیدا می‌کنه، دچار مشکلات جدی‌تری می‌شه. و با این بحران و با اینکه بحران آب سال‌ها یکی از بزرگترین مسائل اجتماعی ایران بدل شده، به طور مثال ما می‌تونیم یک مثال داشته باشیم در مورد کارون. کارون برای خوزستان یه رودخونه نیست. کارون حتی رگ حیات نیست، بلکه شاهرگ زندگیه. کارون مأموریت رسوندن آب به زمین‌های تشنه و تالاب‌های غم‌زده و محیط زیست بحران زده و مزارع بحران زده شکر و صنایع آلود کننده و خانه‌های مردم نداره، بلکه وظیفه‌ای فراتر از این داره و اون پمپاژ امید به قلب همه مردم خوزستان و همه ایرانه. اما قلیان خشم مردم خوزستان در تیر ماه 1401 و سپس اعتراضات گسترده کشاورزان اصفهانی و بختیاری مسئله بحران آب در ایران را به درس به صدر گفتمان‌های عمومی قرار داد. این آرامی‌ها برخواسته از بحرانی زیست محیطی بوده که مدت هاست آثار مخربش دامن معیشت و سلامت و زیست اجتماعی شهروندان و ساکنین این مناطق فرا گرفت. خوزستان شاید عینی‌ترین نمونه‌ای باشه از فاجعه‌ای که اجرایی شدنه سیاست‌های آبی نادرست و مداخلات گسترده زیست‌محیطی میتونه به بار بیاره. ولی پژوهش‌های اخیر نشون میده که شرایط آبخوان‌های حوزه‌های آبریز سایر مناطق ایران هم به همین اندازه وخیمه. اگه چند دهه قرار گرفتن در کانون برنامه‌های توسعه میتونه خوزستان با این همه رود و تالاب عظیم پرآب به یکی از خشک‌ترین مناطق ایران بدل کنه، سرنوشت واقعی مناطق دیگه ایران بهتر از این میتونه بشه. چند سالی است که خشکسالی به مشکلی جدی برای نقاط مختلف کشورمون تبدیل شده. افزایش دمای هوا، کاهش نزولات جوی، حفر چاه‌های غیر مجاز، آبیاری غیر اصولی زمین‌های کشاورزی و عوامل دیگه باعث شده تا ذخایر آبی به شدت کاهش پیدا کنه و همین امر به خشک شدن رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها انجام می‌ده. در پی خشک شدن این اکوسیستم‌های آبی، پدیده گرد و غبار و ریزگردها ایجاد شده و این امر نیز به یک چالش دیگه برای مردم سرزمینمون تبدیله. دریاچه هامون به صورت باتلاق در اومده. دریاچه جازمیان فقط دو ماه از زمستان کمی آب داره.
و به کویر تبدیل شده. دریاچه بختگان به کلی خشک شده. تالاب‌های نقاط مختلف کشور وضعیت مشابه این دارن که به دلیل زیاد بودن مطلب من از تمام اسپردن تمام این ها خودداری میکنم. کاهش سطح آب، خشک شدن دریاچه ها، پایین رفتن بستر آبهای زیرزمینی در بسیار از نقاط کشور، خشک شدن برخی رودخانه ها، کاهش سطح ذخیره آب پشت اغلب سطح کشور، تخلیه تعدادی از روستاها طی چند دهه گذشته، گسترش کوی، بیابان‌ها که لمیزرع و خشک، هر روز سرزمین اون رو داره تهدید میکنه. کم آبی در کشور ما به خشک شدن دریاچه ارومیه، تالاب هورالعظیم، رودخانه هایی مثل زاینده رود و سیمین رود و کارون منجر شده. این چالش به روی اکوسیستم های جنگلی نیز مؤثر بوده و به خشک شدن جنگل ها. و همه این عوامل دست به دست هم دادن به شاهد بیابان‌سازی و ایجاد گرد و غبار در کشور ما باشه. من به دلیل زیاد بودن نمونه ها و بالا بودن مطلب یک قسمت از جایی که شاید از کم رتبه واقع شده رو بیشتر مطرح میکنم. یکی دیگر از مناطق ایران رو به عنوان نمونه مورد بررسی قرار میدن. میریم شرق ایران، استان خراسان، خراسان جنوبی. برداشت بیرویه آب از سفره های زیرزمینی نفس دشت های خراسان جنوبی رو به شمار انداخته و این استان کویری رو با کسری مخازن آب زیرزمینی مواجه کرده. حکایت خشکسالی در خراسان جنوبی تنها به خشک شدن قنوات و کاهش ذخیره سدها و آبرسانی سیاح به بیش از 400 روستا خلاصه نمیشه، بلکه زخمهای عمیق خشکسالی حالا خودش رو به دشتهای خراسان جنوبی رسونده و حال این دشتها رو روز به روز وخیمتر کرده. از 44 دشت خراسان جنوبی 8 دشت در وضعیت ممنوعه بحرانی قرار دارن و نشست کردن. مدیر عامل شرکت آب منطقه خراسان جنوبی میگه مهمترین موضوعی که خراسان جنوبی با بحران مواجه کرده برداشت مازاد از سفره‌های آب زیرزمینی و در پی اون کسری مخازن آب زیرزمینی. اضافه برداشتی که به گفته مدیر عامل شرکت آب منطقه استان فرونشست را در دشت‌های بحرانی استان به دنبال داشته و این پدیده برای همیشه آبخانها و سفره‌های آب زیرزمینی را به نابودی کشونده. هدر رفتن بیش از 37% آب در مناطق روستایی خراسان جنوبی در کنار استفاده بیش از حد آب‌های زیرزمینی به روی زمین نیز آب هدر می‌رود و به گونه‌ای که با فرسودگی شبکه‌های آب در روستاها هر ساله حجم زیادی از آب از دست می‌رود. من میخوام سخنانی خودم اینجا کوتاه کنم و یک نتیجه گیری کلی ارائه بدم. عدم مدیری، عدم اطلاع رسانی و آموزش صحیح، برداشت مازاد از آب‌های زیرزمینی، هدر رفتن آب به دلیل فرسودگی شبکه‌های آبرسانی، افزایش فرونشست‌های زمین، جیره‌بندی شدن آب مصرفی، افزایش گرد و غبار، افزایش بیابان‌زایی و از بین رفتن پوشش گیاهی، انقراض حیوانات به دلیل از بین رفتن زیستگاه‌ها و در پایان نابودی انسان. ممنونم از شما. سپاس از خانم خانم حسینی به خاطر مطالب خوبی که ارائه دادید. ممنونم ازتون. متاسفانه این بزرگترین بحرانی که در آینده برای ایران وجود داره فقط بحران آب هستش. هم به فرمودید استقرار جمعیت، رشد جمعیت، کشاورزی ناکارآمد و مسائل دیگه هستش که باعث میشه که انقدر این بحران آب بحثش گسترده است واقعا و کشور ایران درگیرش هست که آدم نمیدونه واقعا توی یک جلسه چجوری باید اینا رو جمع کنه بگه. خیلی خیلی بحث گسترده ایه و متاسفانه از اونجایی که میدونیم همیشه هم مدیریت ناکارآمد متاسفانه این هست. دوستان اگر نظری دارید بله جناب آقای رایی ما به اختیار شماست، بفرمایید. خیلی خیلی ممنون از سخنرانی خیلی خوبتون و نکات
دقیقی رو که اشاره کردیم. در اینجا من برای من یه مسئله مطرح هست، اینه که این رژیم، رژیم ولایت فقیه، آمده یکی از کارهایی رو که کرده اینه که هر وقت که مثلا یه جایی آب میخواستن اومده یه سری سرهمبندی هایی کرده آب رو رسونده به اونجا، مثلا کارون رو آورده بس کرده که زاینده رود مثلا آب داشته باشه. این اقدامات و کارهایی رو که کرده، بعضی هاش انگشت شما گذاشتید بر روی مدیریت صحیح، با مدیریت صحیح نبوده و بنابراین ما در همین بحران زاینده رود دیدیم که بحث آب بالا دستی و پایین دستی بین ایلام و یزد که گافخونی در اونجا هستش پیش اومد که از زاینده رود رد میشد میرفت در اونجا. این نگرانی که پیش میاره اینه که به حدی ما از ندرت کمبود آب برسیم که جنگ آب پیش بیاد در بعضی از استانهای ما، یعنی بیلیاقتی به جایی رسیده که کار رو رسونده به از کار رو از زندگی رسونده به زیر زندگی، زیر زیست، و این زیر زیست همیشه در تاریخ بشر مشکلات غیر قابل هدایت شده ای رو پیش آورده، حالا نگیم جنگ پیش آورده، کنترل از دست در رفته، این اداره از دست در رفته. بنابراین به این نکته اشاره کردید و اون شفافیت هستش. شفافیت برمیگرده به این که در این مورد مشخص برمیگرده به این که ما تخریب طبیعت رو جرم حساب بکنیم و در واقع بگوییم که چون جرم است ما هم حق داریم بدانیم و هم حق داریم در این دانستن حساسیت اخلاقی نشون بدیم در موردی رب پیدا میکن که به حیات ما رب داره و نمیتوانیم بگذاریم. بنابراین نه تنها شفافیت لازم داریم، بلکه لازم داریم اون اطلاعاتی رو هم که دولت ها دارن همه شهروند ها بدونن، چون مسئله زندگی همه شهروند ها هست. این گونه نیستش که بگویم مثلا اطلاعاتی رو در اختیار شهروندانی میذارم. و به نکته خیلی خوبی خانم رضاوند اشاره کردن، فکر میکنم ایشون گفتن، و اون این هستش که اینجا مشکل یک منطقه، یک کشور نیست، مشکل جهانه و بنابراین لازمه که در مشکل آب، مثلا همین دریاچه ارومیه که صحبتشو میکنی، چون میدونید ژاپنی‌ها پیشنهاد همکاری کردن دیگه، ژاپنی‌ها پیشنهاد همکاری کرده بودن، اگر اشتباه نکنم آلمان پیشنهاد همکاری کردن و حتی خود این رژیم هم بودجه ای رو تعیین کرد که اون بودجه رو به طور، بنابراین در سطح جهانی لازمه به تمام بحران‌های محیط زیست توجه بکنیم و اینکه اگر به هر کدوم از این مشکلات توجه نکنیم میتوانیم مشکلاتی رو ایجاد کنیم. به عنوان مثال در مورد آب، من یادمه که زمانی که معمر قذافی در لیبی بود شبیه قنات‌های ایران رو اونجا زد، منتها صورتی، به صورت لوله های سیمانی که آب نشست هم نکند تو زمین. بنابراین یکی از مشکلات ایران مشکل بخار شدن آبه، 70% آبا بخار میشن تو ایران و بنابراین ما لازمه که توجه بکنیم به ذخیره کردن اونها و راههایی که جلوی این بخار رو میگیره. در مورد سفره‌های زیرزمینی صحبت کردیم، سفره‌های آب زیرزمینی صحبت کردیم، اونجوری که من شنیدم در سطح جهانی استانداردی برای این وجود داره که حداکثر 40% آب‌های زمینی استفاده بشه، بیشتر از 40% نباشه. ایران بالای 90%، مصر هم همینطور. این دو کشوری هستن که مصرف آب‌های زیرزمینیشون بالای 90% و بنابراین فرصت جبران پیدا نمی کنه. به نکته بسیار خوبی آقای یزدان‌پناه اشاره کرده و مسئله زمانه، یعنی ما اصلا توجه نمی کنیم به اینکه طبیعت زمان مناسب با خود رو داره و ما میاییم میانبر زمانی ایجاد می کنیم، مقطع زمانی ایجاد می کنیم، دخل تصرف مقطعی می کنیم و این میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه. و بنابراین شفافیت نه تنها مهمه، مسئولیت فرد ما نه تنها مهم هست، لازم است که به ساخت و سازهای خودمون توجه کنیم،
یعنی علاوه بر تمام توجه هایی که میکنیم توجه داشته باشیم که ساخت سازهای ما تطبیق نداره با بعضی اوقات در واقع راههایی که زمین برای تجدید خود و برای مدار شدن خود انتخاب میکنه. مثلا در فرانسه من میدونم که تعداد ساختمون ها دیگه به حد اشباه رسیده، با وجود اینکه الان خونه کم دارن مردم، اما ساخت ساختمون بر اساس استانداردی که خودش تعریف داره کافیست، اما همچنان ادامه داده میشه به ساختن زمین. بنابراین انسان لازمه که توجه بکنه که آیا این تولیدش مرگبار هست، همینطوری که همه دوستان توجه کردن، آیا این تولیدش افراط و تفریط هست، همونطوری که خانم جهان نما اشاره فرمودن، و توجه بکنیم به این که ما موقعی که تولید میکنیم آبها رو آلوده میکنیم با سموم، با ذرات پلاستیکی. اقیانوس ها، دریاها کیچه، اقیانوس ها رو هم تبدیل به زباله دانی کردیم. مثلا دریای بزرگ مدیترانه الان زباله دانی شده و در واقع به فکر تمیز کردن این دریاچه به اندازه کافی نیست، امکانات به اندازه کافی برای تمیز کردنش نیست، و بنابراین ما مشکل بزرگی که داریم اینه که تولیدات ما، کارخونه که تولیدش میکنه متعهد نیست که جمعش هم بکنه خودش ضایعاتی رو که به بار میاره. مثلا یکی از فجایع بزرگی که الان در سطح دنیا ما داریم و آبروریزی است، میزان تولید لباس است. فراوان تولید لباس داریم که این بیشتر از نیاز بشر هستش، و اینها رو چه کار میکنیم؟ زباله دانی درست کردیم، پرفیقا که بفرستیم چیز کنید این مصرف کنید، توجه نمیکنید که اونجا مثلا لباس خنک لازم داره، لباس سبک لازم داره، جین سنگین که میفرستیم اون نمیتونه بپوشه، پرفیقا مینازش دور. از اینجوری که من خوندم از هر پنج لباسی که میفرستن توی کشور غنا که گورستان در واقع لباس هستش، یه دونش استفاده میکنن، چهار تاشو میریزن دور. و انواع اقسام مشکلات بزرگی رو پیش آوردیم. یه تحقیق رو میخوندم، این همه سرمایه گذاری کردیم روی انرژی های تجدیدپذیر، یکی از سرمایه گذاری بزرگی که میتونستیم بکنیم اینه که این گاز کربونیکی رو که خودمون ایجاد کردیم، کارخونه ها ایجاد میکنن، اینو تبدیل به سنگش بکنیم. کمان که الان مثلا در ایسلند کارخونه ای هستش که مصرف انرژیش از گاز کربونیک هواست. بنابراین این صحبت ها نشان میده که نه تنها لازم شفافیت وجود داشته باشه، لازمه که بودجه لازم هم وجود داشته باشه، و لازم هست در زمینه های اجازه فعالیت خصوصی داده نشه. مثلا سموم در مورد داروها و سمومی که به درد معالجه میخورن یا انواع موارد دیگه، این لازمه دولتی باقی بمانه. اینو نمیشه وارد روش معامله کرد و بازی کرد و اینا. توجهتون رو جلب میکنم، سرمایه‌داری به حدی از رشد رسیده حالا که در کشورهای سلطه تجمع قانونی ایجاد میکنه، یه دی ثروتمند به شدت دارن ثروتمندتر میشن و یه دی در واقع سرعت ثروتمند شدنشون کند شده، و در کشورهای زیر سلطه تخریب و جنایت و غارت ایجاد کردن. و لازمه که ما توجه بکنیم به این که این اداری رو که ما انتظار داریم که تعادل بازار به وجود بیاد و شرکت های خصوصی ایجاد کنن، کار رسونده به اینجا که خود اونها آمدن دولت ها رو خصوصی کردن و فرمان میدن بر دولت ها. بنابراین در اینجا ما لازمه به یک مطلب دیگه توجه بکنیم در مورد محیط زیست از جمله آب، و اون این هستش که اطلاعات علمی در این زمینه رو نمیتوانیم ثبت کنیم و بگذاریم که فلان شرکت این رو در اختیار یه دی بذاره و بفروشه. در واقع به عنوان مثال آقای اسدر یک دانشمند بسیار خوب فرانسوی هستن که ایشون اومده یک ماده اسفنجی مانند رو درست کرده که شما این رو بغل هر دانه گیاه میذارید، یک بار که آب میدین سه ماه تابستون این خودش از همون فشرده ماده که درست کرده میتونه آب بگیره و اون گیاه رشد میکنه.
یا خب آمدن شرکت های بزرگ این امتیاز رو ازشون بخرن، گفت نمیفروشم اینو، چرا؟ این مال همه بشریته، من میدونم شما میخوان چه کار بکنید، مال هر بشری، هر کشوری خواست من بهش میدم، سنگال خواست بهش داد، گفت من در اینجا میام هیچ اجازه‌ام نمیدم که فلان شرکت بزرگ نمیدونم جهانی بیاد این رو در انحصار بگیره و به نفع ثروتمندا استفاده بکنه و اگر باقی مانده ایمان به کشورهای فقیر بدیم، نه این مال همه بشریت هستش. ملاحظه میکنیم ما در وضعیتی قرار گرفتیم که در واقع شرکت‌های بزرگ با تکنولوژی‌های بزرگ و با دانش‌های بزرگ انحصاری ایجاد کردن که از دست یعنی بشر رو محروم کردن از این علمی که در هماهنگی با حقوق میتونن زندگی انسان رو بسازن. من زیاد حرف زدم، مرسی، خیلی ممنون. سپاس حضرت آقای رایی. آقای دکتر وقتون بخیر. سپاس از صحبت‌های خانم خیام الحسینی. مهمترین بحث توی این مباحثی که انجام شد همین بحث آب هست. خانم خیام الحسینی هم به درستی اشاره کردن به عوامل بحران آب در ایران که مهمترینش استفاده بیروی از سفره‌های آب زیرزمینی و مهمتر از اون ناکفایتی مدیران وقت هست. من یه مسئله رو خدمتتون عرض کنم. یه سال 1332 یه اصلاحات ارضی تو ایران انجام شد که زمین‌های کشاورزی رو به صورت خرد در زمان شاه واگذار کنن به کشاورزان خرد. حالا یه مقدار مبارزه با همون قانون فئودالیته یا ارباب رعیتی بود. ما یه بحثی داریم توی اجتماع به نام پدافند غیر عامل. دوستان همه مستحضر هستن دیگه. پدافند غیر عامل یعنی چیدن تمهیداتی در زمان آرامش برای مقابله با خطرات احتمالی در زمان آینده. طرحهایی رو که کارشناسان میدن حتما باید پدافند غیر عامل داشته باشه، یعنی اگر آسیب شناسی نشه که در آینده چه اتفاق میفته بحرانش میشه الان. زمینهای کشاورزی توی اصلاحات ارضی تو سه مرحله 1332 1341 من آمارشو درآوردم به کشاورزان واگذار شد. نتیجه چی شد؟ این کار برای چی بود؟ برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها بود، چون اون موقع این رو یک معضل میدونستن. در واقع اون زمان کشاورزها یعنی خوانین یا همون فئودالها بسیاری از این زمینها رو به صورت دین کشت میکردن و از آب به صورت بیرویه استفاده نمیکردن، فقط بخشی از زمینها رو با در حقیقت مجوز قانونی گرفتن و حفر چاه حفر میکردن. حالا نتیجه چی شد؟ نوادگان کشاورزانی که این زمین‌ها رو داشتن شهرها گسترش پیدا کرد، اون زمین‌ها اومد در حاشیه شهرها قرار گرفت، تبدیل شد به باغ شهری تو بسیاری از استان‌های ما، بسیاری از استان‌های ما و نمیتونم بگم هزاران، شاید بیش از هزار باشه، خب ده ها هزار یا صد ها هزار چاه غیر مجاز زده شد. این همون بحث پدافند غیر عامل بود که کارشناسی نشده بود که در آینده آیا این زمین‌ها که واگذار میشه اینا واقعا توش کشاورزی انجام میشه؟ خب نه، اینا تبدیل شده به باغ شهری، تبدیل شده به، یعنی باعث شده که چاه‌های زیرزمینی، سفره‌های آب زیرزمینی با چاه‌های غیر مجاز در واقع بیاد و خالی بشه و این بحران به وجود بیاد. حالا راهکار چی هست؟ راهکار من فکر می‌کنم فقط و فقط این هست که همین الان ما بتونیم همین به هر حال رسالت کانون اطلاع رسانی کنیم به صورت مویرگی. اگر 20 چند نفر تو این جلسه هستن، 20 چند نفر دیگه هم از بیرون میبینن، حداقل به مردم ایران اطلاع بدیم که از الان متوقف کنن این کارهای رو مثل همین حفر چاه‌های غیر مجاز تا حداقل بتونیم در آینده تمهیداتی بچینیم که در مقابل آیندگانمون شرمنده نشیم. بسیار بسیار ممنون. سپاس از شما، ممنونم از صحبت‌های شما. دوستان اگر که نظری در این رابطه دارید بفرمایید، دست بلند کنید. بله، خانم رضا بهمن در اختیار شماست، بفرمایید. مرسی. من فقط خدمت دوستان عرض کنم، من سعی کردم این فیلم رو بر تک تک دوستان تو تلگرام ارسال کنم. میبخشید من دیگه جسارت کردم تو پی وی وارد کردم، ولی امیدوارم وقت کنید ببینید. من فقط دو تا نکته کوچیک رو عرض کنم. دوستان یه جلسه برای فکر میکنم که مجلس بود، داشتن بودجه با بودجه ها صحبت میکردن
جمله‌ای که من در این ارتباط خوندم همیشه تو ذهنم حک شده، این جمله بود که محیط زیست، افراد و کارشناسان محیط زیست دائم بودجه درخواست میکنن برای توسعه، ولی اونها نمیدونن خودشون مانع توسعه هن. این محیط زیست خستمون کرده، مانع توسعه است. وقتی نمایندگان مجلس شما در ارتباط با محیط زیست این صحبت رو میکنن، من دیگه نمیگم مسئولان بیکفایت، اون مسئولی که ذی‌نفعه، یعنی من حتی به اون کارشناسش هم دیگه اعتماد ندارم، من جسارت نمیخوام بکنم به کارشناس محیط زیستمون، چون انقدر منفعت طلبی و وابستگی به سیستم وجود داره. حتی برخی کارشناسان هم با توجه به اینکه آگاه بودند چه حادثه به وجود میاد، به خاطر منفعت طلبی حاضر شدن از این قضیه بگذرن. بنابراین خیلی اهمیت داره این سیستم جدا بشه از این سیستم. سیستم وقتی سالم باشه، کارشناس به خودش اجازه نمیده کار غیر کارشناسی کنه، چه برسه به اینکه شخصی که اصلا کارشناس نیست، اصلا سواد این کار رو نداره، بیا تو این زمینه این کار رو انجام بده. برای همین یه مقدار کار ما سخت میشه وقتی که ما میایم بیش از 70,000، جناب انصار نژاد فهم بودن، بیش از 70,000 سال 98 اعلام کردن شاه غیر مجاز زده شده، جایی که ممنوعه بوده، جایی که تازه ممنوعه بوده، سالها ممنوعه اعلام شده. به همین دلیل برای چی آقازاده است تمایل تصمیم گرفته این قسمت زمین مال اون باشه؟ چون وابسته به سیستمه. محیط زیست کارشناسش نمیتونه کاری بکنه، یا اگر هم بوده میتونسته هم کاری بکنه، نکرده، منفعتش ایجاد میکرده چون سر اون پست باشه و مجوز و دستور داده صادر کنن چون آقازاده است. بنابراین خیلی سیستم کشور ایران پیچیده است، یعنی به خاطر همین میگم محیط زیست ما سیاسی شده یک مقدار، جدای از اون بیکفایتی مسئولان بی سوادشون، خیلی چیز پیچیده شده. فقط یه برنامه بود آقای کردابانی دعوت کرده بودن، چندین سال پیش بود، هنوز در ارتباط با آب هیچ مشکلی نبود. یادم به در ارتباط با القاعده و طالبان صحبت‌هایی شنیده بودیم. اومد تو برنامه صدا سیما گفت من به چه زبونی بگم، زبونم مو در آورد، اصلا مشکل ما داعش اون موقع در ارتباط با القاعده، القاعده نیست، طالبان نیست، بمب اتم نیست، نیروی هسته‌ای نیست، ما مشکل آب داریم، دوچار جنگ آب خواهیم شد. من دارم صدام در اومده، اینقدر دارم میگم خسته شدم، چرا کسی گوش نمیکنه؟ برای ما هم همچه عجیب بود که این داشت اینو میگفت. اون زمان هیچ صحبتی از اینها نبود که بعد تو برنامه بعدی ایشون رو دعوت کردن، خیلی رسمی شیک تو روزنامه ها هم نوشتن، گفت من هیچ دیگه از این دعوت ها رو نمیپذیرم، زیرا حرف هایی رو که باید بزنم زدم ولی گوش شنوا وجود ندارد. و الان ما رسیدیم به صحبت ایشون که تو این فیلم هم که عرض کردم این رو میبینی که 20-25 سال پیش این پیشبینی در صورت برای ارومیه و مشکل آب شده بوده ولی براشون اهمیتی نداشته. ممنونم. سپاس از شما خانم رضاوند عزیز. بله جناب آقای رایی بفهمید، ما در اختیار. بله خیلی ممنون. من یه نکته رو میخواستم بگم که یادم رفت و اون این استش که این مطلبی که خانم رضاوند گفتن درسته، یعنی ما مشکل جنگ آب میتونیم داشته باشیم، اما یک مشکل دیگه هم وجود داره و اون مسئله مهاجرت اجباری هستش که آقای کلانتری که خودش یکی از کساییه که مسئولیت داشت در حدی مدتی برای احیای دریاچه ارومیه، ایشون مطرح کرده که اگر به همین شیوه پیش بریم تا 20 سال دیگه بیش از 30 میلیون نفر لازم میشه ایران ترک کنن چون محیط زیست دیگه نخواهیم داشت. در واقع توجه شما رو لازمه به یک نکته که یه دانشمند دیگه ایرانی در مورد آب اسمشون یادم رفته که ایشون برای سازمان ملل هم کار میکنه، ایشون نظرش این هستش که ما لازمه که به طور جمعی نه فقط دولت، حالا هر دولتی میباشه، خود مردم یواش یواش لازمه تا زمانی که امکانات لازم رو نداریم به صرفه‌جویی ها و کم کردن ها فکر کنیم در همین زمین ها. یا آقای دیگه‌ای که در برای دانشگاه تهران تحقیق میکنه میگه که کار اساسی فوری که لازمه بشه برای مشکل آب ایران این استش که بهره‌وری کشاورزی در ایران رو بالا ببریم، هر محصولی رو نکاریم مثل همین دوستان ما توضیح دادن هندونه رو یا پنبه رو، مثلا ایران کشوری است که بتونه پنبه تولید کنه اما محصولاتی رو میتونه تولید کنه مثل گل سرخ، خیلی هم
درآمد داره، آب زیادی هم نمیخواد و بنابراین لازمه که مصرف آب کشاورزیم رو به میزان زیاد بیاریم پایین و در این حال حتی تولید نسل رو کنترل کنیم تا زمانی که امکان داشته باشیم بتونیم به 85 میلیون غذا بدیم. خیلی ممنون، مرسی. سپاس از شما جناب آقای رایی. ما دوستان اگر که نظری دارید بفرمایید، اگر که نه بخش دیگه بحث آزاد رو مورد بررسی قرار بدید. خب دوستان، بحث آزاد ما امروز در مورد حق زیست حیوانات در ایران هستش. بله، همینطور که می‌دونیم حیوانات هم نیز مانند انسان حق زندگی دارن، اما متاسفانه من فکر می‌کنم که بیشتر انسان‌ها این حق رو از اونها گرفتن و اونها رو در سراشیبی شدید انقراض قرار دادن. حالا سوال اینجاست که چرا واقعا این اتفاق میفته؟ دوست دارم که دوستان در بحث آزاد شرکت کنن. چرا این حق حیوانات، البته اینکه هیچ حق و حقوقی در ایران وجود نداره حتی برای خود انسان ها و هیچ موجود دیگه، این نظر شخصی بنده هستش. خب در مورد حیوانات هم که خب حیوان آزاری یه بخش دیگه است که خود ما انسان ها در ایران متاسفانه به اون سطح آگاهی نرسیدیم، اون درک احساس رو از محیط زیست نداریم. خیلی مهمه که آدم اون درک احساس رو از محیط پیرامون خودش داشته باشه تا بتونه اونا رو درک کنه و با اونا همدرد بشه و بفهمه که حتی یک موجود، حتی یک درخت یا حتی یک حیوان هم حق زندگی رو داره. ممنون میشم. بله جناب آقای رایی بفرمایید، من در اختیار شماست. من صداتون رو ندارم، اجازه بدید. مشکل گرفتن میکروفون داشتم، مرسی. ببینید مشکلات زیادی داریم رابطه انسان با حیوان. یکی از مشکلاتی که ما داریم این استش که تعداد حیوانها در کره حیوانات اهلی برای خوردن خیلی زیاده و از عوامل اصلی آلودگی محیط زیست همین حیوانات گاو و گوسفند و اینها هستش. در واقع یکی از مسائل اساسی که لازمه حل کنیم این که مصرف گوش خوردن خودمون رو کم کنیم. خیلی گوش میخوریم. بعد از جنگ جهانی دوم به خاطر اینکه تولید انبوه باشه در دستور کار قرار گرفت که زمین ها رو شکار کنیم، کود شیمیایی بزنیم و تولید انبوه کنیم و انواع اقسام پستیسید ها، یعنی موادی که آفت ها و اینا رو میگیره، اینا رو زیاد کنیم. عملا شکار کردیم، عملی خیلی تولید انبوه داشتیم، اما انواع اقسام مرض ها رو هم برای انسان ایجاد کردیم. مثلا یکی از ضررهایی که همین پستیسید ها داره، ضد آفت ها داره، سرطان های مختلف هست. پایین آمدن باروری در مواردی که شخص اشتیاق به باروری داره هست، در بیشتر در مردها، کمتر در زنها. و در واقع نوع رابطی که ما با حیوان داریم ناسعی هست. به عنوان مثال برای شما بگم، من صحبت کردم در مورد مورچه و عنکبوت. من در یه رستوران هندی رفتم تو پاریس، دیدم یه تابلو خیلی قشنگی هست ولی یه گوشه تابلو تار عنکبوت هست. بعد که می آمدم بیرون، خب من چون می دونستم که هندی ها حیوان نمی کشن و اینا، با آمادگی ذهنی این سوال رو تحریک کردم، توضیح رو همیشه همین کاری که امروز با هم می کنیم، صحبت های هم دیگر رو تحریک کردم. به اون خانمی که باش حساب میکردم و میپرداختم بهش گفتم که این تابلوتون خیلی قشنگه، اون تار عنکبوت رو که شما که هندی هستی، من میدونم اونو نمیکشی، اما چرا اونو پاکش نمیکنی؟ گفت برای که من هندی نه تنها اونو نمیکشم، اونو زیبا میبینم. تابلویی که دورش تار عنکبوته به نظر من قشنگه، شما نگاه خودتو درست بکن. خندم گرفت و گفتش که در واقع ما به خود اجازه تعیین تکلیف میدیم، به خود اجازه میدیم بگوییم چه زیبا هست چه زیبا نیست، در صورتی که زیبایی تعریف نداره. پس بنابراین این که چه بخورم هی هرس زدم برای خوردن، فراموش کردیم که
تولیدی رو که داریم میکنیم اصلا به آسیبی رو به زمین رسوندیم که تولیدی رو که زمین میتونه حد اکثر بکنه که الان داره میکنه کافیست برای 3 ماه 4 ماه ما، حد اکثر 5 ماه. بقیهش رو داریم آینده سوزی میکنیم، زمین رو داریم خراب میکنیم. یعنی تمام تولید کره زمین رو ما در عرض مثلا 5 ماه مصرف میکنیم، 6 ماه میفته به سالهای بعد. بنابراین هم مشکل دولت ها هست، هم نوع مدل مصرف ما هست، و همین که کشورهایی هستند در دنیا که مثل امریکا که بسیار بیشتر از ظرفیت زمین مصرف میکنن. من یادم میاد جورج بوش موقع که رئیس جمهور امریکا بود ما مدل زندگی خودمون عوض نمیکنیم، دنیا خودش رو با ما تطبیق بده. بهش گفتن آقا شما 7 برابر ظرفیت زمین داری مصرف میکنید. گفت همینه که هست. کشورهای اروپایی 3-4 برابر مصرف زمین استفاده میکنن. هند که زیاد گوشت نمیخوره به اندازه مصرف زمین مصرف میکنه. بنابراین میبینیم گیاهخواری میتونه یه راه حل باشه. اما نوع برخورد ما با حیوان به این معنی است که ما اجازه نمیدیم حیوان نوع زندگی خود رو انتخاب کنه. ما اجازه نمیدیم که همه موجودات که صاحب حقوق هستن روال پویایی و دینامیک زندگی خودشون رو به طرف رشد انتخاب کنن. دخالت های بیجا میکنیم. حالا اون صحبت از اون صحبت های تاریخ و میزی که کردم دفعه پیش میخوام این رو بگم که لازمه که ما اگر و مگرها رو بذاریم کنار. سیاست ما سیاست طولانی کردن و پایدار کردن رشد هست برای همه موجودات، و نه اینکه حالا مثلا این کار بکنم شاید اونجوری بشه. طبیعت به قول آقای یزدانفر خوب توضیح دادن، زمان مناسب خودش داره، کارهایی رو که میکنه از این تغییر به اون تغییر میره و طبیعت در واقع در حیات دائم خودش عمل میکنه. هستی نمیمیره که، هستی از یک شکلی به شکل دیگه تغییر میکنه. اما ما چی؟ ما میایم انواع اقسام شکلهایی که حقوقی هستن رو از بین میبریم به خاطر اینکه توجه نداریم که پایداری ربط به حقوق داره، کوتاهی و زمان مرگ ربط به قدرت داره. زمان قدرت محدوده و بنابراین رابطه های قدرت که رابطه های منفعت طلبانه است جایگزین رابطه های حقوقی و حقوق ملت ها و حقوق جامعه جهانی است. مرسی، خیلی ممنون. سپاس از شما، ممنونم. جناب انصاری نژاد بفرمایید. سلام مجدد. من عذرخواهی میکنم آقای یزدانپناه باید صحبت بفرماید اگه اجازه بفرمایید. خیلی ممنون آقای یزدانپناه. عذرخواهی میکنم، شرمنده. من واقعا نمیبینم، نمیدونم چرا اینجا متوجه نمیشم که یا همزمان برای من درست. من الان قطع میکنم آقای یزدانپناه. نه نه ببخشید صحبتتون ادامه، کار شما درسته. من یه لحظه دستمو برم پایین، مجدد انصراف دادم و بعد مجدد تصمیم صحبت. شما بفرمایید. خدمتتون که عرض کنم یه مقدارم ما الان در خصوص تمام در حقیقت کنش ها و واکنش هایی که نوع بشر روی زمین داره انجام میده و باعث آسیب رساندن به محیط زیست میشه صحبت کردیم. الان بحث جلسه فرمودید دفاع از حقوق حیوانات، درست میگم من؟ بله درست. بحثمون اینه، درسته؟ من در این مورد میخواستم صحبت کنم خدمتتون که عرض کنم. حالا در خصوص این که خب صحبت های جناب آقای رایی فرمودن، خب بشر یه چیزی هم داره به نام نیاز. ما تمام صفات منفی کسانی که متاسفانه توازن طبیعت رو رعایت نمی کنن گفتیم، ولی خب از اون طرف هم یکی چیزی به نام نیاز، خب نیازهای فیزیولوژیک بشر یکیش تغذیه هست، فیدینگ، بحث تغذیه هست. و زمانی که میخواد نیازهای فیزیولوژیک رو برآورده کنه تنها نمیتونه از گناه گیاهی استفاده کنه. به هر حال این چیزی هست که فکر کنم همه باش موافق باشن. ما پس بعضی وقتا نیاز باعث میشه که خب به هر حال از گونه های جانوری هم استفاده کنیم، مثلا گونه های دریایی مثل ماهی ها که خب اگر استفاده نمی شدن الان اینقدر تعدادشون زیاد می شد، یا اینکه گونه های دام رو. و این برمیگرده به نیاز فیزیولوژی انسان. یه نیاز فیزیولوژی داریم، یه نیاز روحی داریم. خب فیزیولوژی اون خب گرسنگی رو باید برطرف کنه، اما اونور قضیه صحیحه، یعنی که بشر باید الگوی مصرفش رو درست کنه، الگوی مصرفش رو درست کنه و
حداقل بتونه یه مقداری با تصحیح الگوی مصرفش تعادل ایجاد کنه و بین حالا بحث حمایت از حیوانات، خب این بحث هم دو تا شاخه میشه، من فهم میکنم شما منظورتون هست، یکی حمایت از حیوانات اهلی و دامها، یکی حمایت از حیوانات خانگی، اگه من درست بگم، یعنی این هم میاد توی زیر مجموعه بحثمون قرار میگیره. من حالا اون بحث رو جمع میکنم در خصوص حیوانات اهلی و حالا مصرف انسان بر اساس نیازهای فیزیولوژیک، فقط در خصوص حمایت از حیوانها توی ایران که الان اصلا انجام نمیشه، متاسفانه من بازم توش ریشه مذهبی میبینم، در حالی که انسان هزاران سال با حیوان همزاد بوده و مخصوصا حیواناتی مثل اسب و سگ، خب در حقیقت داستانهای زیادی رو با انسانها توی دنیا ساختن، خب اسب که اصلا نیاز به گفتن نیست، همزاد بشر در طول تاریخ و اسطوره بوده، و سگ هم یکی از حیوانات مفیدی هست که حتی در اوستا ازش اسم برده شده و حقوق سگ توی کتاب اوستا تقسیم بندی شده که اگه شما به سگ گله آسیب بزنید چه مجازاتی باید بشه. میخوام اهمیت قضیه رو بگم که حتی در طول تاریخ هم از سگ حمایت شده. منتها دین اسلام میاد میگه سگ نجسه، فقط بنا به چند تا روایت قال باقر و قال صادق، این اگر شما برید این رو بررسی کنید هیچ دلیل علمی ندارن براش، در حالی که خب خیلی حیوانات ما هستن که توی بزاق دهنشون در حقیقت ویروس هست، ولی خب اونا رو مثلا نجس نمیدونن. حالا اون یه بحث طولانی داره که توی حوصله شما و وقت ما نمیگنجه، من فقط میخوام اینو بگم که حداقل توی چند وقت اخیر تو بحث حیوانات خانگی توی ایران خوب عمل شده، خانواده‌ها دارن به هر حال این رو میارن توی چرخه زندگیشون، ولی باز هم اون عوامل مذهبی باعث شده که متاسفانه یه مقدار جلو این قضیه گرفته بشه و خیلی مشکل برای صاحبین حیوانات خانگی هم پیش بیاد. خیلی ممنون هستم. سپاس از آقای حسنی نژاد، ممنونم از اطلاعات خوب. آقای اعظم پناهمات در اختیار شما بفرمایید. السلام علیکم خدمت همه همکاران. ببینید اون چیزی که باعث شده که ما امروز با یه بحران بزرگ مواجه شدیم و اون عدم رعایت حقوق حیوانات هست، خب اون رو انفجار جمعیتی که طی چند سال اخیر رخ داده، ما جمعیت کره زمین رو من توی سخنرانی خدمت عرض کردم از 200 خورده 300 خورده میلیون به چندین میلیارد افزایش پیدا کرد. اینا نیاز به غذا دارن، غذاشون چجور تامین میشه؟ قبلا اینا انسان‌ها برای تهیه غذا به طبیعت دست درازی میکرد، شکار میکرد، حالا گوشت مورد نیازش رو تامین میکرد، حالا اون زمین زراعتی کمی که داشت. اما امروزه اینا جواب نمیده، نیاز داریم که کشاورزی رو توسعه بدیم، ما به توسعه و تکنولوژی جدید نیاز داریم. این به نوبه خودش یعنی مصرف آب بیشتر، مصرف زمین بیشتر، همه اینا در کنار هم باعث شده که ما با چیزی که متعلق به حیوانات هم بوده دست درازی کردیم. الان با پدیده مواجه شده، اینقدر این دست درازی فجیح بوده و فاحش بوده که الان ما با پدیده مواجه هستیم به نام شهرنشینی حیات وحش. یعنی حیات وحش در واقع اومده توی شهرها داره زندگی میکنه. چطور؟ نیاز به آب داره، مجبوره حالا بیاد به یک سمتی خودشو برسونه، به چشمه ای، به حالا به اون زمینای کشاورزی نیاز، گراس ها نیاز به غذا دارن، میاد توی مزاره. و این باعث شده که بین انسان و حیوان یه تعارض به وجود بیاد. بعضا ما میشنویم توی اخبار که یه خرس برای سر مثلا اومدن آب بخوره توی زمین کشاورزی، کنار زمین کشاورزی، کشاورز بر سر نادونی یا ندونستن خودش زده اونو کشته، یا حیوانات دیگه از زمین دست. یا ما شاهد یه پدیده خیلی خاص هستیم الان توی بحث حقوق حیوانات، اینقدر حقوق حیوانات نادیده گرفته شده و حیوانات وارد شهرها شدن که ما یه موجودات هیبریدی رو داریم الان مشاهده میکنیم، سگ‌های گورکای هیبریدی رو داریم که ترفیقی از سگ و گورک هستن، یا جانوران دیگه از این دست داره به وجود میاد. اینا همه باعث میشه که ما در آینده دستخوش تغییراتی بشیم که دیگه نتونیم به عقب برگردیم و جبران کنیم. و این حیوانات هیبریدی متاسفانه به خاطر اینکه یه زندگی دوگانه دارن در واقع، یعنی هم به انسان اعتماد میکنن به راحتی و هم اینکه یه خصلت‌های درنده خویی دارن، از یه سمت خودشون رو در معرض خطر کشته شدن توسط انسان قرار میدن، از طرف دیگه یه تهدید به حساب میان برای انسان‌ها. اینا همه در کنار هم دست به دست هم داده که ما امروز حقوق حیوانات رو نادیده بگیریم، در حالی که حقوق حیوانات به نظر من حداقل اگر مساوی با حقوق انسان‌ها نباشه ولی کمتر هم نمیتونه باشه. من مایک رو رها می‌کنم، ممنون از وقتی که من دارم. سپاس، ممنونم از اطلاعات خوبتون. خانم رضا بفهمید، ما که احتیاج شماست.
آقای یازنمان پناه همه موارد رو مطرح کردن. الان من نمیدونم بحث آزاد دو حالت داره، یا بحث آزاد ما در ارتباط با این هستش که همطور که آقای یازنمان پناه فهمدن، جناب رایان فهمدن، در ارتباط با مصرف بیش از حد حیوانات هست و این خودش یه چالشه که آیا ما گیاهخواری بکنیم، یه چالش خیلی بزرگه بین گیاهخواران، کسانی که حامی حیوانات هستند، و اینکه گیاهخواری رو میتونیم انجام بدیم. و یک مبحث دیگه این هستش که فرهنگ حیوان آزاری تو کشور ما هست که علتشو برس این فکر میکنم خود کل اون مباحث خیلی مبحث بزرگه. بعد یک فکر میکنم یک شاخه رو خاصی رو خانم آقا بگی مطرح بفرمایید که دوستان در اون جهت حرکت کنن و به این نتیجه برسید که اگر حالا اون قضیه است که اینکه بین حالا حیوانات مصرف میکنیم گیاهخواری یه مبحث جداست، اما اگه حیوان آزاری هستش، بله ما تو خونمون یه دفعه مار میبینیم رهاش نمیکنیم، میکشیمش با اینکه کاری نداره، یه دفعه یه لحظه اصلا تو خیابون هم ببینیم سریع میریم میکشیمش، اصلا هم چه آزاری داریم که باید حتما حیوان رو کشت. یا بچه هایی که تفریحشون بوده کلاغ آویزون کردن بنزین میزدن روش میسوزوندن لذت میبردن از این، اینا دردناکه. چرا بچه ها الان تو اروپا کشورهای غربی ما میبینیم با حیوانات زندگی میکنن، خب از نظر ما میگیم خب خیلی دیگه زیاده روی دارن میکنن، درسته تنهاییشون رو با حیوانات، ولی این دوستی صمیمی هست بدم نیست، در حینی که زیاده روی نباید بشه در این حال بدم نیست، ما باید با حیوانات دوست بشیم. این ایراد از کجاست؟ از اونجایی که میاد آقای کلانتری کلاس های محیط زیست رو حذف میکنه، میبنده که مبادا من منافق داره با نمیدونم حالا چیزای سیستمی خودشون. یا تو کتاب های درسی ما از ابتدایی نمیایم دوستی با حیوانات رو قرار بدیم تو درس هامون، اینا همه نیاز به آموزش داره که حیوان هم مثل انسان. همین الان ما تو جلساتی که میگذاریم، شما برید تو اینستا ببینید، میگه آقا شما انسان رو ول کردید، شما چسبیدید به حیوان، حالا یه حیوانی کشتن دیگه، زدن کشتن دیگه، اینقدر بی اهمیت، اصلا براشون اهمیتی نداره، فکر نمیکنه، واقعا فکر نمیکنه، نمیدونه این هم جان داره، این هم عذاب میکشه، این هم درد میکشه، فرق نمیکنه سگ باشد یا من انسان باشم، درد درد است. به قول پدر من میگه درخت وقتی شاخش میشکنه من احساس میکنم انگشت خودم شکوندم، واقعا درد میکشم. خب من هم یاد میگیرم، اما اینو من از خانواده‌ام یاد گرفتم، اگر اون به من یاد نداد مدرسه باید به من یاد بده، رسالت صدا و سیما پس چی؟ اون باید به من یاد بده. به خاطر همینه که این فرهنگ زمانی برای آموزش داده بشه و باید تغییر کنه. ولی اینکه مبحث الان که مبحثی هستش، من حقیقتش این قسمت رو در نظر گرفتم، دیگه حالا ببین خودتون میتونید مطرح کنید. ممنونم. ممنون از شما. بله بیشتر در مورد حقوق حیوانات و همون حیوان آزاری هستش که در واقع ما قرار شد که در مبحث حاضر مورد بررسی قرارش بدیم. و یه مسئله که شما فرمودید، بله متاسفانه این آموزش از اول داده نشده به بچه های ما که به هر حال با حیوانات یه جور ارتباط دوستی داشته باشن. و بیشتر مسئله که اینجا تحت شعار قرار میده همون بحث دین هستش که دین میاد حالا حیوان ها هم حالا یه بخشی مثل سگ رو نجس میدونه. من یه جا خوندم که کارشناسان یعنی در واقع وضعیت سلامت یک جامعه رو با وضعیت محیط زیست و از جمله شرایط و شرایط حیوانات گیاهان مرتبط میدونن. خب این خیلی مهمه که واقعا ما یه سلامت روانی داشته باشیم و اینکه واقعا یه درک احساسات و همونجور که من گفتم یک جهانبینی. به هر حال هر موجودی که تو این دنیا هست یه حقی داره برای زندگی، ما اجازه نداریم این حق ازش بگیریم. مثل چند وقت پیش که من خودم توی اخبار خوندم که اینا گفتن که به حق روز سیاه محیط زیست 24 اردیبهشت بود سال همین امسال که متاسفانه قلاده پلنگ در قائم شهر اومده بود وسط شهر و متاسفانه مردم هم ترسیده بودن، اونم که ترسیده بود و نمیتونست اصلا چی کار بکنه و متاسفانه کشته شد. و از طرفی هم یه مسئله دیگه هم که داریم باز کمبود تجهیزاته. اون تجهیزات هم که خب گفته بودن که به خاطر اینکه مامورا بیان دو قبض اسلحه بیهوشی بیشتر همراهشون نیست یا اصلا ندارن، تو ترافیک گیر کردن نتونستن برسن و خب این از بین رفت. خب این خودش یه نوع انقراضه. میدونید ما بیشتر مسئلمون اینه که به حقوق حیوانات بپردازیم و اینکه مورد آزار و اذیت قرار نگیرن. مبحثم بیشتر در این رابطه است. اصلاحی میکنم سیاد صحبت کردم، ما میزم در اختیار خانم جهانی.
خانم جهانبین، من بذارید عدنه عزیز من مایک رو باز میکنم، چون انگار که خانم جهانبین، خب خانم جهانبین ظاهرا نمیدونم مایکشون مشکل داره مثل که آقای رایی بفرمایید، چون ما دهتر شماست، بعد خانم جهانبین رو ما بهش میپردازیم. بله خیلی ممنون. ببینید من این دوتا بحث رو در ارتباط با هم میبینم، الان توضیح میدم چرا. یکی نوع برخوردی که با حیوانات داریم، خصوصا حیوانات اهلی داریم و حیوان آزاری، و اون نکته که آقای مهران توجه کردن هم مورد نظر من هست. یعنی ما درسته که احتیاج به مصرف داریم، احتیاج نیاز داریم، اما احتیاج نداریم هم زور هم شب گوشت بخوریم، که ما میتونیم هفته یه بار گوشت بخوریم. در کشورهایی هستش که مثل فرانسه تعداد گوشت خوری دو بار در روزه، خیلی از مردم این عادت دارن. خب از عوارضش این است که ما آمدیم در مورد حیات حیوان به میل خودمون تصمیم گرفتیم. مثال بزنم، مرغ به طور طبیعی در طبیعت 20 سال عمر میکنه، ما این مرغ رو پرورش میدیم، بعد از هفت هفته میکشیمش که بخوریمش. خب این هفت هفته کجا و 20 هفته کجا؟ اینجا ما یک تجاوزی انجام شده، یه مشکلی پیش اومده. ما با چه حقی بر اساس چه قواعد حقوقی به خود اجازه دادیم که یک مرغی که 20 سال میتونه عمر کنه رو در چرخه تولید بندازیم و این تولیدی که توی کارخونه مثلا گلوله سازی داریم یا نمیدونم مهره سازی داریم مرغ تولید کنیم که بتونیم بخوریم. از منبع عظیم دریاها میتونیم استفاده درست بکنیم، در صورت که چیز رو داریم، دریاها رو تمیز نگه داریم، اقیانوس‌ها رو تمیز نگه داریم، که تمیز نگه نمیداریم. به عنوان مثال شما تونه سفید بخواییم بخوریم، تونه های بزرگ میگن تونه سفید، خب اینا خطرناکه. شما نمیتونید به یه خانم حامله بگید تونه سفید بخور، این علت که خانم حامله احتیاج به در واقع روغن ماهی داره، بهترین مفیدترینه، اما در این حال اون پر از تونه سفید پر از گلولای پلاستیکی بدنش و بنابراین مفید نیست. یک قسمت این. مطلب دیگه که لازمه بهش توجه کنیم که در فرانسه بهش توجه کردن اینه که خب این حیوانات اهلی رو الان در فرانسه تعداد حیوانات اهلی بالای 70 میلیونه، جمعیت فرانسه 60 نزدیک 65 میلیونه، حیوانات گربه و سگ، گربه و سگ فقط، حالا حیوانات دیگه هم هست، بیش از 70 میلیونه. خب این حیوانات یک آزاری که روی اینا انجام میگیره اینه که شما اینا رو عادت میدید به نوازش، نازش میکنیم سگ و گربه رو، این حیوان بعد که ولش بکنید این حیوان عادت کرده به نوازش و بنابراین زجر میکشه و متاسفانه یه عده‌ای از مردم اینا رو میارن به صورت اهلی نگهشون میدارن اما بعضی مدتی ولش میکنن. حیوانی که وابسته شده و نمیتوانه ناز نبینه ولش میکنیم که ناز نبینه. و ما اصلا در واقع عادتهای غلط هم در مصرف هم در رفتارها، یعنی رفتارهای ما علاوه بر این که با حیوانات در واقع اقتدارگونه برخورد میکنیم و در واقع رام میخواییم بکنیم به حیوان، به جای اینکه حیوان رو در واقع انگیزه ایجاد بکنیم رام میخواییم بکنیم. رام میخواییم بکنیم یعنی چه؟ یعنی که ما این که تو روی اونجوری که میخواییم بار میاریم، این معلوم نیست صحیح باشه. خیلی ممنون، مرسی. ممنونم ازتون جناب آقای رایی. دوستان من خانم جهانی برده فهمید ما کرده شد شما نتونستیم باشه برده. خیلی ممنونم که میکروفون رو در اختیارم قرار دادید و ممنون بابت صحبت های همه دوستان. در مورد حق زیست حیوانات من خیلی سریع دوتا مسئله رو از دو زاویه مختلف میخوام صحبت کنم. یکی این که همونطور که انسان ها به هر حال برای انسان‌ها یه اعلامیه جهانی تهیه شد که بتونن حقوقشون رو بر اساس اون رعایت بکنن و به یه توازنی برسونن،
سال 1978 یه اعلامیه برای حقوق حیوانات هم تهیه شد که قبلا من تو همین کمیته در موردش صحبت کردم. کلن 10 تا ماده هم بیشتر نداره، خیلی اعلامیه جمع و جوریه. و حالا مواردش هم اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، بحث همین آموزش و در واقع پرورش هستش که دوستان بهش اشاره کردن، بحث احترام به خود حیوانه، بحث اینه که نسل‌کشی اتفاق نیفته، یا همین موضوعی که جناب رای گفتن، اینکه رنج روحی به حیوانی وارد نشه، حتی رنج فیزیکی نباید بهش وارد بشه. اگر حیوان خانگی هستش در قبال اون مسئول هستین. و حتی حیوانات وحشی اجازه تولید نسل آزادانه دارن. این حالا خلاصه این اعلامیه هستش که صحبت میکنه. این یه منبع، یه مسئله. یه مسئله دیگه این که من میخوام در مورد باغ وحش ها صحبت کنم. باغ وحش هایی که به خصوص حالا در اختصاصی در مورد کشور خودمون متاسفانه اصلا شرایط مناسبی ندارن و حیواناتی که اونجا نگهداری میشه از نظر رفتار و برخورد و تغذیه و بهداشت و امکانات درمانی از هیچ نظر این حق حیوان رعایت نمیشه. یعنی بهش غذا استانداردی نمیدن، حتی بهش پفک میدن، پلاستیک میدن، بیسکویت میدن، اصلا یه کارهای خیلی عجیب غریبی میکنن. قبل‌تر حتی توی سیرک هم از این حیوانات استفاده میشد که الان خیلی کمتر شده، اما هنوز باقی وحشا این مسئله رو دارن. اما در مورد خود مسئله باقی وحش، خیلی از فعالان محیط زیست اصلا کلن با اصل باقی وحش مشکل دارن، اینکه چرا باید حیوانی توی یک قفسی قرار بگیره و انسان بره اون حیوان رو ببینه یا بخواد بهش نزدیک بشه، یا چه جذابیتی داره که انسان انقدر باید خودخواه باشه که از دیدن یک حیوانی توی قفس با اون شرایط سخت لذت ببره. این دو مسئله رو فقط به ذهنم رسید که باهاتون مطرح کنم. البته مسائل زیاد هستش، یه چند مورد دوستان گفتن که حرف در موردش زیاده، اما میکروفون در اختیارتون، بیشتر صحبت میکنیم. مرسی. ممنونم خانم جهانبی. متاسفانه به مسئله خوبی اشاره کردید. اینقدر مفصل این حیوان آزاری زیاده که باغ وحش واقعا به نظر خود شخص من وقتی میرفتم برای بازدید یه شکنجهگاه بود. حالا باز به نظر من، یعنی من اگر خودم در جایگاهی بودم هیچ باغ وحشی رو یعنی واقعا نمیذاشتم که دایر بشه، به دلیل اینکه به خاطر خودخواهی ما انسان ها یه سری از حیوانات رو میگیریم. مثلا من میدیدم که یه شیر توی اتاق مثلا 5 متری مدام، یعنی به سمت چپ به سمت راست قدم بر میداره و واقعا ناله میکنه، انگار که اون افسرده از مریضه. تا کی؟ چند روز؟ چند وقت؟ و چرا اصلا باید این اونجا باشه؟ به خاطر اینکه من برم من نوعی نگاه بکنم؟ خب این اصلا درست نیست. واقعا من خودم یکی از مخالفین سرسخت باغ وحش هستم و همیشه باعث آزارم بوده متاسفانه. زیاد صحبت نمی کنم، مایکرو میذارم در اختیار جناب آقای انصاری نژاد. اشتباه نکنم دادم رفته باشه. خیلی ممنونم از شما. بله درست فرمودید، انصاری نژاد هستم، در خدمتون هستم. خدمت شما که اصلا ببینید، ما پتانسیل اینو داریم، یعنی اگه بخوام منطقی به قضیه نگاه کنیم، ما توی تاریخمون توی ادبیاتمون حیوانها رو بسیار دوست داشتیم. ما کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری داریم، کتابی که از زبان حیواناته، کتاب و ترجمه کتاب کلیله و دمنه رو داریم، ترجمهش رو البته باز اون هم از زبان حیوانات هست. در تاریخ و اسطوره هامون ما داستان طوطی و بازرگان رو توی کتاب مولوی داریم و توی اساطیرمون ما همیشه حیوانات رو داشتیم، مثل مثلا رخش رستم یا سمند گودرز. یعنی ما این پتانسیل در تاریخ ایران وجود داره و همونجوری که خدمتتون عرض کردم، گفتم توی کتاب اوستا در خصوص حقوق سگ صحبت شده و حتی تفکیک شده. منتها متاسفانه الان چون یه مقداری فرهنگ مطالعه حالا به دلایل آموزش ضعیف توی آموزش و پرورش ما از بین رفت، یکی از تبعاتش همین بود که ما توجه نکردیم به حقوق حیوانات و محیط زیست. اگر از هر دو تا جنبه بخوام بحث کنیم، بله توی ایران الان مشکل باغ وحش داریم، مشکل بدرفتاری با سگ‌های ولگرد رو داریم که متاسفانه هرچی هم تذکر داده میشه، دیدید که شهرداری‌ها چجوری اونا رو به قتل می‌رسونن و
از بین میبرن با حالا چه فجاهتی. من بازم برمیگردم به همون صحبتی که اول جلسه خیلی از دوستان هم فرمودن، نظر خودم هم همینه، باید اطلاع رسانی کنیم، باید فرهنگ سازی کنیم در خصوص حمایت از حیوانات و آزار نرسوندن به حیوانات. باید ببینیم به تاریخمون رجوع کنیم، به کتابامون رجوع کنیم و یاد بدیم تو بحث آموزش پرورش و دانش اجتماعی حمایت از حیوانات و محیط زیست رو یاد بدیم به نسل جدیدمون، اهمیتش هم بهش بگیم. در خصوص حیوانات اهلی هم و اون بحث الگوی مصرف و اصلاح الگوی مصرف، من یه مسئله رو فقط عرض میکنم خدمتتون رو ختم میکنم صحبتامو. ببینید حداقل ما میتونیم بگیم که حیوانها غریزی برخورد میکنن، حیوانها عقلانی برخورد نمیکنن. میگن حیوان اینستیکت غریزی برخورد میکنه. ببینید همونجور که به ذات توی حیوانها یه عده از حیوانها مثل خرس و حتی خود سگ همه چیز خوار هستن، یه عده حیوانات گیاه خوار هستن، یه عده حیوانات هم گوشت خوار هستن، نوع بشر هم همه چیز خوار هست. یعنی من فهم کنم اگر بخواد حتما القا کنید و اجبار کنید که اصلا مصرف نکنه، بعید میدونم راه به جایی ببره. بهتر هست که فقط ما اصرار کنیم که همونجور که دوستان فرمودن و جناب رای هم فرمودن، الگوی مصرف اصلاح بشه. خیلی ممنونم از شما. سپاس از شما، ممنونم. جناب آقای رای ما تحت شما بفرمید. خیلی خیلی ممنون. من به یه نکته دیگه میخواستم اشاره کنم و اون این استش که در کشورهایی که حیوانات اهلی نگهداری میشه بهش توجه کردن و اون این استش که ما توقع داریم که حیوانات اونجوری که ما اونا رو دوست داریم ما رو دوست داشته باشن. یعنی چون دوستش داریم توقع داریم که حیوانم، فکر میکنیم که حیوانم اینجوری ما رو دوست داره اصلا. بعضی از ما اینطوری فکر میکنیم و این میتونه موجب آزار حیوان بشه. من خودم یادم میاد رفته بودم توی مهمانی همجور تو فرانسه، سگ میشست بغل ما اما ناراحت بود، نمیخواست اونجا بشینه، با وجود داره اینکه سگ دیگه دوست نداشت اونجا بشینه. من بهش گفتم که این که داره نشون میده که، گفت من عادتش دادم این همینجور هی زوزه میکشه تا خودم ببرمش بیرون، تا یاد بگیره که من کی ببرمش بیرون. ببینیم یعنی در واقع نه تنها ما یک نوع دیریژیسمی داریم، یک نوع هدایتگری رو داریم، در این حال احساس خودمون رو هم میخوای بو هم مثل ما داشته باشه و بنابراین آزارهایی رو برای حیوان ایجاد میکنیم. حالا من یه مثالش دادم، یه مثالهای دیگه هم وجود داره که برمیگرده به نوع رفتار ما و نوع دوست داشتن ما با حیوانا. حالا در مورد صحبتی که آقای مهران فرمودن، من مخالفم، من نمیگم، اما اصلا با زور مخالفم، یعنی در هیچ زمینه‌ای با تنبیه مخالفم، با زور مخالفم، با تحمیل مخالفم. بنابراین نمیشه گفت که کسی که نمیخواد گوش بخوره نخوره، اما نظر من این استش که بشر باید به طرف گیاهخواری بره. این نظر شخصی منه، نه اینکه مجبور بکنیم، به این صورت که گیاهخواری میتوانه طبیعت اولیه ما باشه، تغییر کرده. حالا میتونه این تغییر درست نباشه، این نظر درست نباشه، اما اگر بشر، من توی یکی از صحبتام گفتم نه تنها ما مقصریم بلکه ممکنه است یکی سختی های طبیعی، سختی هایی که در طبیعت هم پیش آمده، نوع رفتار ما رو عوض کرده باشه. یعنی ممکنه بر اساس، به عنوان مثال، بر اساس قحطی شده که حیواناتی رو خوردن، طبیعتش ممکنه نبوده. یه مثالی که وجود داره، خرسی که گوشتخوار و گیاهخوار هر دوش هست، در مناطقی از دنیا گیاهخوار شده، حالا به علت نوع زندگی که اونجا وجود داشته البته، و رفته آمد کجا؟ در چین. اون خرسای سفید، دیدین سفید و سیاه که گرون قیمت هم هستن، در چین هستن، اونا از خانواده خرس هستن دیگه، اونا گیاهخوار شدن. یا جاهایی رو دیدیم که مثلا خرس، حالا به علت اینکه زمین داره گرم میشه و اینا، خرس قطبی، خرس سفید اومده عین خرس قهوه‌ای و سیاه داره زندگی میکنه و بنابراین ممکنه فشارهای مثل قحطی، مثل در واقع انواع اقسام مشکلاتی رو که در کره زمین بوده و فشارهایی رو که ایجاد کرده، میتونه در واقع یک نوع تغییر مدل زندگی ایجاد کرده باشه.
در این رابطه میتونیم به این مسئله توجه بکنیم که موقعی که ما از حقوق داریم صحبت میکنیم، از اینکه زندگی بر اساس حقوقه، یعنی بر اساس صلح، این سوال مطرح میشه که چرا این همه گوشخوار تو طبیعت وجود داره. گوشخواری یعنی قتل کردن دیگه، کشتن دیگه، خب این تفریق نداره با حقوق. سوال دقیق، سوالی هست که روش همین پاسخی دادم، یکی از پاسخ هاست، میتونه به علت تغییرات سختی که در زمینه هست این اتفاق افتاده باشه و ما مجبور نیستیم ادامه بدیم. میتوانه علتهای دیگه هم داشته باشه که ما هم رو این کار علمه که در آینده تشریف بده. مرسی، خیلی ممنون. سپاس بیکران از شما جناب آقای رایی. خانم جهانبین ماه در اختیارتون، بفرمایید. مرسی. در مورد این مسئله که دوستان هم صحبت کردن، منم در واقع جز اون مسائلی که من خودم هیچ وقت نمیتونم در موردش نظری بدم، حرفی بزنم که همه مثلا بیان ویژیتریان بشن، وگان بشن، گوشت نخورن، به خاطر اینکه اون بحث چرخه غذایی هستش دیگه. به هر حال بین حیوانات هم هست این چرخه غذایی، حالا به نوعی انسان هم چرخه غذایی خاص خودشو داره. اینی که ما بخوایم مجبور کنیم یا دستور بدیم یا به صورت قانون درش بریم، خب عملا امکان پذیر نیست. و به خصوص اینکه همین بحث گیاهخواری هم خب خیلی شاخه داره، یعنی حتی بعضی ها هستن فقط مشکلشون با گوشت خوردن نیست، حتی با مشتقات گرفته شده از حیوانات هم هست. مثلا اگر مرغه، تخم مرغش هم نباید خورد. اگر که مثلا گوشت گاو نمیخوری، شیر گاو هم نباید بخوری، به خاطر اینکه خب اون به خاطر فلسفهشون اینه، دیدگاهشون اینه، به خاطر انسانها گاو خیلی اذیت میشه تا اون شیر ازش دوشیده بشه و رنج زیادی بهش وارد میشه. این خیلی بحث گسترده ایه، ولی منم قطعا با اجبار موافق نیستم. اما از یه چیز دیگه ای که میخوام صحبت کنم، این بحث تست های حیوانی هستش که توی لوازم آرایشی و بهداشتی استفاده میشه. اکثر برندا تست حیوانی دارن، به خصوص روی دو حیوان، موش و خرگوش. و خیلی از برندهای معروفی که هستن، حالا من اسم نمیارم، اما اسمشون اگر که ببینید که خیلی هم معروف هستن، متاسفانه تست حیوانی رو دارن. یکی از کارهای خیلی مفیدی که فعالین در واقع حوزه حیوانات و محیط زیست انجام دادن، این مبارزه بود که این مردم این برندها رو بشناسن و از این برندها استفاده نکنن، یا اینکه اون برند رو مجبور کنن که این تست حیوانی خودشون رو بردارن و از مواد ارگانیک تری استفاده کنن. این یکی از اون کارهایی که واقعا میشه انجام داد. اما اینکه چرخه غذایی انسان بخواد عوض بشه، خب این یه مقداری مسئله شخصی هست و واقعا نیاز به آموزش و فرهنگ سازی و خیلی چیزا داره. مرسی، میکروفون در اختیارت. سپاس از شما خانم جهانبین. آقای انصاری نژاد، بفرمایید، ما در اختیارتون. خیلی ممنونم از شما، متشکرم. من که همیشه هم از صحبت‌های جناب آقای رای استفاده کردم، به غیر از صحبت‌هاشون تحت تاثیر رویه بسیار لطیفشون هم قرار می‌گیرم. من خودم هم همین جوری هم، مثلا نمیتونم پشتن حیوانات رو نگاه، خب ناخودآگاه دیگه داریم مدت هاست استفاده میکنیم و تبدیل به یه عادت شده. در هر صورت من خودم هم مثل شما و خیلی دیگه از دوستان، اگه به اصل قضیه فکر کنیم، میگیم چرا اصلا کشتن. فقط یه سوال دارم از آقای رایی عزیز. ببینید، بله، خب اصل قضیه رو اگه بخوام بنگریم، کشتن بده، خون ریختن بده، اصلا اگه خودمونم یادمون بیاد شاید نتونیم غذا. ولی خود جناب رایی فرمودن که همه چیز در طبیعت زنده هستن، حتی سنگ، توی دیالوگ ابتدای بحثشون. و من هم کاملا موافقم، سنگ هم زنده هستن و انرژی دارن. حتی اینی که میگن سنگ درمانی و اینکه تو چه ماهی به دنیا اومده که بعضیا فکر میکنن خرافاته، نه، دلیل علمی داره. دلیل علمیش اینه که توی چرخش زمین به دور خورشید، توی منظومه شمسی، بر اساس فاصله‌ای که نور خورشید به سنگ‌های زمین می‌خوره، یک انرژی‌هایی از سنگ‌های زمین متصاعد میشه که هر فردی با توجه به ماه تولدش اون انرژی رو خاص رو می‌گیره. برای همین میگن شما سنگت فیروزه است، شما سنگت مثلا عقیق، شما سنگت مثلا
حالا فعلا چیز اون چند نه سنگی که 7 تا 9 نه سنگ قیمتی بزرگ ما دنیا داریم که حالا از الماس شروع میشه، حالا خیلی نوع سنگ های دیگه. بله سنگ ها زنده هستن. خب اگه ما بخوام این استدلال رو کنیم، خب گیاهان هم زنده هستن، ما گیاهان رو هم داریم میکشیم. واقعا چه فرقی میکنه قطع کردن یه درخت با بریدن سر یک حیوان چه فرقی میکنه؟ اگه بخوام اونجوری استدلال کنیم که ما اونجا داریم میکشیم، ما حتی اگه یه سنگ هم برداریم نابود کنیم، سنگ خب اینجا مرتکب یه عمل حالا یه مقداری بد شدیم. حالا نمیگم غیر انسانی خیلی واژه درستی نیست براش، ولی یا شنی مثلا حالا کاری بدی کردیم، خیلی عامیانه بخوام صحبت کنم، خب گیاهان هم زنده هستن، نمیگم دیگه اونها رو دیگه نخوریم، یعنی اونها رو دیگه حق نداریم نه قطع کنیم نه که به وجودشون بیاریم نه که بعد بخوریمشون. در حقیقت میتونم بگم که ولی با بحث سرکار خانم جامعه کاملا موافقم. میگه از طلا بودن پشیمان گشته این، مرحمت فرموده ما را مس کنید. ما توی دنیای امروز ژاپن که همه کشورهای دنیا مظهر فرهنگ میدوننش، بهترین و مشهورترین غذاشون سوپ بال کوسه هست. مدت هاست که سازمان ها حقوق بشری دارن میگن آقا شما کوسه ها رو میگیرید، کوسه ها رو تو دریا سید میکنن، بالشون رو میکنن و بعد زنده میندازنشون توی دریا، ولی اصلا اهمیت نمیدن. یا همین تستی که روی حیوانات انجام میشه، خب اینها رو ما اگر بتونیم آگاهی رسانی کنیم و یه تمهیداتی بچینیم که این کارا انجام بشه، هنر کردیم. اصلا فکر نکنم بتونیم به اون مرحله برسیم که حالا همه رو ملزم به گیاهخواری کنیم، که خب اونم باز باعث کشتن نوع و گونه های گیاهی میشه. خیلی ممنون هستم. سپاس از شما. یه موردی رو من خواستم اینجا بگم که ما انسان ها حالا از یه بود دیگه ای که یه خورده حالا شاید بحث معنوی باشه، من بخوام اینجوری بگم یا عرفانی باشه، دو تا قضیه هست که وحدت و کثرته، که انسان ها بیان خودشون رو در وحدت با عالم هستی بدونن. حالا همونجوری که شما اشاره کردی سنگ باشه یا موجودات دیگه باشه یا حالا حیوانات باشه، الان در واقع انسان یه جوریه که خارج از خودش رو به رسمیت نمیشناسه، یعنی هیچ حق و حقوقی قائل نیست. حالا این میاد انقدر توسعه پیدا میکنه که حتی تو روابط هم آدما میبینه که اول به خودشون اهمیت میدن. به خاطر همین قضیه به نظر من حالا اگر که بیایم رو پایه عشق زندگی کنیم، من میخوام که اینجوری بخوام بگم، اول ما درگیر این مسئله هستیم که سطح آگاهی مردم انقدر بالا نیست که بیان از نگاه عشق ببینن اون موجود، اون حیوان حق داره که بپره و توی قفس نباشه. هنوز ما درگیر این مسئله ایم. چرا یه پرندهی که حق داره بپره و توی جنگل باشه، من به خاطر اینکه خودم لذت ببرم یا صداشو بشنوم باید توی قفس باشه؟ و همین تست حیوانا که خیلی خیلی یعنی واقعا دردناکه، و مسائل دیگه و حیوان آزاریه که حتی تو کشور خودمون میشه. من دیدم گربه رو دار میزنن، سگا رو میسوزونن، با بیل میزنن، با چه میدونم تراکتور میرن روی خرس. اینا یه چیزایی ره که ما هنوز درگیر اینایی، و حالا تو مراحل بعدی اگر که بخوایم گیاهخوار بشیم یا مثلا اینا، اونا دیگه مراتب خیلی بالاست که واقعا خیلی عالیه، ولی هنوز ما درگیر این مسائل هستیم که این مشکلات رو اینجا داریم و انسان ها هیچ وقت نمیان نگاه کنن که بابا اگر که یه موجودی هست، من اجازه ندارم که حق زندگی رو از اون بگیرم. حتی اگر که من حالا یه چیز خیلی یه خاطره رو براتون تعریف کنم، شاید خیلی هم خنده‌دار باشه. من یه دونه عنکبوت اومد توی تخت پسر من نشست، این خیلی ترسید، به من گفت اینو زود بگیرش. من با دستمال اومدم اینو برش، تا به محض اینکه من برم دستمال بیارم اینو بردارم، این ناراحت شد، یه جوری بغض کرد. گفتم چی شد؟ خودت گفتی اینو بگیر. گفت اون دستشو برای من آورد بالا. یعنی میخوام بگم که با یه چیزی که خود احساس ترس میگه، گفت دستشو برای من تکون داد، واقعا دستشو تکون داد. یعنی میخوام بهتون بگم که آدم میتونه از اول یه جوری بچه‌ها رو بار بیاره که انقدر مأنوس بشن، بدونن که اون موجود کوچیک هم حق زندگی داره. و واقعا ما اگه همچین چیزی رو تو خونمون ببینیم، من خودم به شخصه اجازه نمیدم که بگیرم، یعنی بکشمش. وقتی میگیرمش به یه شکلی میگیرمش که فشار بهش نیاد، ببرم تو فضای بیرون رهاش کنم. حالا تا برسه به مراحل بالا. ببخشید زیاد صحبت کردم، مایک رو میذارم در اختیار خانم رضا. خسته نباشید. به نوعی دیگه اینقدر صحبت غذا شد، ما یادمون رفت غذا نخوردیم.
من در ادامه صحبت سرکو خانم جهانبین میخوام عرض کنم. به نظر من موافقم با خانم جهانبین، یک مقدار سعی کنیم که وارد افراط و تفرید نشیم. یه جاهایی هم هست ما باید از قوانین طبیعت پیروی کنیم. دیگه ما نباید خلقت خودمون رو فراموش کنیم. به هر حال انسان همطور که گیاهخوار میتونه باشه، گوشتخوارم هست. ما نیاز به پروتئین هم داریم. نمیتونیم خلاف جهت طبیعتی که خلق شدیم هم حرکت بکنیم. اما میتونیم متعادل. من داستان‌ها رو یاره تو ایران ما از این چیزا نداریم، ولی به هر حال تو دنیا هست. که مثلا تو کشورهای شرق آسیا بیشتر دیده میشه، هم مثالی که دوستمون زدن جناب انصاری جان که مثلا بال نهنگ رو میکنن و این دیگه واقعا جنایته، تو حیوان باشه ولی جنایته. یا اینکه میمون رو میگیرن انقدر عصبانیش میکنن، اعصابش خود میشه عصبی که میشه، بعد مغزش رو زنده اون بالا تراش میده و مغز اون رو میخوره. اینها دیگه جنایته، اینها به خاطر اینکه لذت میبرن. یا اینکه جنین میخورن یا یه چیزایی دیگه زیاده روی، یعنی ما از اون و زیاده روی به اون شکل، بعد از این ور انقدر بیام زیاده روی کنیم که اصلا گوشت نخوریم. این طبیعت انسانه، ما خوشمون بیاد نیاد، هم میتونیم گیاهخواری بکنیم هم میتونیم گوشتخواری بکنیم، به هر دوش هم نیاز داریم. یعنی بیایم تنظیم کنیم چقدر انسان در ماه نیاز به گوشت داره. دیگه به قول بعضی از کشورها من دیدم وسط گوشت حالا شاید دیگه ادویه‌ام بخورن، دیگه همه غذاشون شده گوشت. این دیگه زیاده روی کردنه. اینقدر گاو تولید کنیم، اینقدر گوشت تولید کنیم و بخوایم، چون ببینید یه شیر آهو رو شکار میکنه، پس اگه باشه اونم خلاف داره میکنه دیگه، طبیعتش اینه. حیوان ها هم از هم دیگه استفاده میکنن، طبیعتش اینه، این خلاف نیست. اونم میگه خب چرا آهو رو کش، اونم دلش میخواست زندگی کنه. بنابراین بیایم خلاف طبیعت خودمون حرکت نکنیم، ولی تعادل و بالانس رو چه برای زندگی خودمون چه در جهان به هم نزنیم. به این صورت فکر میکنم پیش بریم راحت تر میتونیم که به هدف و نتیجه که میخواییم برسیم و قابل قبول تر هستش. ممنونم. ممنون از شما. تشکر. جناب آقای زیاد صحبت کنم. یکم فکر کنم فکرم خواستش رو بفهمت خواهیش بکنم. مارک در اختیارت. بله خیلی ممنون. من در واقع چند تا توضیح دارم آقای مهران در رابطه با مطلبی که گفتیم. اولین توضیح این استش که آنچه را که علم میتونه برای ما حل کنه، ما نمیتوانیم با دخالت ذهنی جواب بدیم. یعنی که یه چیزایی لازمه بذاریم که خودش علم جواب بده. دخالت ذهن که کارهای علمی دیده شده، مثلا فروید به عنوان مثال آمده تحقیقات علمی کرده و پدر علم روانشناسی شده، آمده چی گفته؟ گفته که مثلا زن چیز نیست، منفعل از نظر جنسی، مرده که فعاله. بعد از اینکه او فوت کرد، خانم سیمون دو بووار و همینطور یک دانشمند امریکایی، اینها آمدن تحقیق کردن، نه دیدن اینجوری نیست، نه همچین چیزی وجود نداره، هم زن هم مرد هر دو از نظر جنسی فعالن. بنابراین میبینین فروید دخالت ذهنی کرده، اونجایی رو که اطلاعات علمی نبوده آمده با دخالت ذهنی خودش پر کرده، خلایی که بوده یا در برده. همین گوشخاری هم همین مسئله است. به عنوان مثال من میتونم بگم به چند مسئله من میتونم توجه کنم. یکی این که حق حیات مطلقه، هیچ کس اجازه نداره حق حیات کسی رو بگیره. اما حالا که حق حیات رو داریم میگیریم، آن چیزی، اون موجودی که به من نزدیکتره، خب من اون رو نکشم، گیاه به من یه مقدار دورتره. بنابراین من حق با شماست، گیاه هم روان داره، گیاه هم زندگی داره، چه بسا که کوچکتر از گیاه هش هم داره، مثل سنگ که مثالشو زدیم. اما بر میزانی که من الان شناخت دارم این هست که حیوان کشتنش به کشتن نسل خودم نزدیکتره، گیاه دورتره. جواب قانع کنند و مطلق نیست. دلیلش هم این استش که از در علمی باید پیدا کنیم که راه حل این گوشخاری چیست. به عنوان مثال یه راه حل پیدا شده، تا چقدر درسته نمیدونم. الان میدونیم که ما میتونیم تو آزمایشگاه سوش سلول حیوانی درست کنیم، سلول های بنیادی گوشت درست کنیم. مثلا الان مکدونالد اگر هنوزم ادامه داشته باشه،
همبرگرایی رو که مک‌دونالد تو انگلیس ایجاد میکنه گوشت حیوان نیست، سلول های آزمایشگاهی هستن که میخوریم. حالا باز هم این سوال مطرح میشه، سلول آزمایشگاهی هم باز زنده است. بنابراین در طبیعت که داریم صحبت میکنیم، تا اونجا که الان علمشو داریم، علم دقیق نداریم که مرزها کجاست، اندازه ها دقیقا کجاست. انتخاب ما بر میزان شناخت ماست و بر میزان علمی که داریم هست، اما این علم و شناخت ما جواب قطعی پیدا نمی کنه. تازه جواب قطعی هم پیدا کنه، این تسلسلی که در طبیعت هست، این در واقع تغذیه و انرژی که هست چه جواب داره، باز یه جوابی باز وجود داره. میدانیم که بعضی از مرتاس‌ها، حالا هندی یا غیر هندی، میتونن غذا نخورن، اصلا غذا نخورن، حالا یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، سه سال، حالا موردی که اگه درست باشه 70 سال طرف غذا نخورده، یعنی مثل گیاه زندگی میکنه. بدنش، روانش طوری تونسته ارتباط برقرار کنه به طبیعت که آب به بدنش میرسه، غذای کافی میرسه. حالا این آقایی که 70 سال غذا نخورد، ادعا میکرده که غذا نخورده، مریض شد، بردنش تو این بیمارستان. اونجا میخواستن ببینن که این غذا خورده یا نه. یک هفته غذا نخورد، اما صورت خودش که میشست مرطوب میکرد، بنابراین یا حتی نمیدونم غرغره میکرد یا نه، ولی میدونم صورت خودش میشست. بنابراین این حدس رو زدن دانشمندا که رو بررسی میکردن که اون میتونه، حالا این برمیگرده به این که ما تا چه حد به روان خودمون تسلط پیدا کنیم. همه اینها جوابای نسبی هستن که ما نمیتونیم در واقع با دخالت ذهنی حلشون کنیم. مرسی، خیلی ممنون. سپاس از شما، ممنونم جناب آقای رایی. آقای انصاری نژاد، ما در اختیار شماست، بفرمایید. خیلی ممنونم. فکر می‌کنم من امروز خودم هم زیاد صحبت کردم، بیشتر دوست داشتم استفاده کنم، استفاده هم کردم از این قضايا. من بله، خب این بعضی وقتا بعضی از مباحث به نتیجه نمیرسه و این هنر ماست که بتونیم همیشه عقاید همدیگه رو بشنویم و استفاده کنیم، که منم خیلی استفاده کردم. تشکر از همه دوستان، واقعا استفاده کردم. فقط من حیف اومد یه داستان خیلی کوچیکو نگم. من میگم ما بیایم گام اولو برداریم دیگه، اون گامای سوم و چهارم و به قول معروف خیلی عامیانه بگیم پیشکش. ما الان ابتدای ترین حقوق حیوانات توی بعض وقتا توی کشور خودمون و توی دنیا، مثلا مباحثی که همه دوستان فرمودن دیگه، حل نشده. من فکر می‌کنم باید گام به گام بدیم جلو، اول اونا رو حل کنیم، بعد بریم سراغ این که دیگه اصلا حیوانا رو نکشیم. یه مبحث دو، اونجایی که علم به مشکل میخوره فلسفه میاد وسط، چون ما بشر یک موجود نادان نسبت به محیط پیرامونش هست، برای همین هیچ وقت بحثا به نتیجه نمیرسه. حداقل بحث فلسفیه که میشه ازش یه نتیجه فلسفی گرفت، نه نتیجه علمی یا نتیجه اخلاقی. یه داستان ویکتور هوگو داره به نام داستان قوک. دوستان توصیه میکنم اگه تو اینترنت میتونید برید این داستان رو بخونید. من این داستان رو نمیگم، این داستان دقیقاً میتونه همین حقوق حیوانات رو عمر کنه. و این داستان کوتاه است، داستان چند خطیه، همه ویکتور هوگو رو با داستانای بلندش میشناسن، ولی داستان قوک رو بخونید لطفاً. من فقط همین رو میخواستم بگم و فهم کنم این داستان خیلی قشنگه که چقدر انسان‌ها بعض وقتا به حیوانات اذیت میکنن و بعض وقتا خود حیوانات چه رفتاری دارن. اسم داستان اگر اشتباه نکنم قوک هست و داستان بسیار کوتاه و در عرض چند دقیقه میتونید بخونیدش. خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم. سپاس از شما، ممنونم. در آخر، در کل ما امیدواریم که هیچ نقص حقوقی در مورد حیوان‌ها، تمام موجودات، البته که تو ایران این نقص حقوق فراتره، یعنی در مورد بشر، انسان ها و هموطنانمون در این شرایط و اوضاع میبینیم. امیدوارم که بتونیم یه درک احساسی داشته باشیم از موجودات دیگه مثل حیوانات و اونا رو در پایه اول فقط مورد آزار و اذیت قرار ندیم و همین کفایت میکنه تا برسیم به مدارج بالاتر. این خیلی مهمه، چون آزار و اذیت حیوانات فعلا اخیراً که توی کشورمون بوده و متاسفانه دولت هم هیچ گونه حمایتی نمی کنه و خودش بیشتر دامن می زن. ممنونم از همگی. اگر که کسی نقطه نظری نداره، ما امشب برنامه رو تمومش کنیم. دوستان نظر خاصی نداریم. تشکر می کنم از همه عزیزان حاضرین در جلسه، به خصوص مهمانان ویژه جناب آقای رایی، آقای انصاری نژاد، خانم انصاری نژاد و کسایی دیگه که الان حضور ذهن ندارم،
خیلی ممنون از حضورتون و تشکر میکنم از کسانی که در پشتیبانی این جلسه ما رو همراهی کردن، از خانم تنهایی منشی جلسه و همچنین ادمین ها، خانم کیا، خانم ایراندخت کیا، آقای سلمان یزدان‌پناه، جناب آقای حمیدرضا امینی و در بخش ضبط صدا و تدوین آقای برومند، آقای علی برومند به بخش اصلاح میکنم و خانم ندا فروغی. ختم جلسه رو در ساعت 22:14 دقیقه به وقت اروپای مرکزی به پایان اعلام میکنم. تا درودی دیگر بدرود. سپاس از همه دوستان. جلسه بسیار خوبی بود و واقعا استفاده کردیم. یک کمی طول کشید.